خب من یه موسیقی میشنوم، یکی یه چیزی بگید. صدای من داری عباس جان؟ بله بسیار عالی. الان فکر کنم آهنگ قطع شده. بله بله ما یک کمی صبر میکنیم تا ببینیم کسی اضافه بشه. 5 دقیقه صبر میکنیم بعد شروع میکنیم. بله بله سینا صدای منو شما میشنوی؟ صدای سینا رو من بشنوم خوب میشه. درود، صدای من میاد؟ خوبه، فقط بکنم صدام برمیگرده. احتمالا بخاطر کانکشنه. خب قرار شد که این جلسه ضبط بشه و سوال ها چه در قالب میکروفون کسی باز کنه بگه یا توی چت باکس بنویسه، قرار شد که بچه ها زحمت بکشن اینا رو داکیومنت کنن که ما بعد یه جای منتشر کنیم. واسه همین خوبه که آدم ها بدونن که اولا همه چیز ضبط میشه، دوم اینکه اگه کسی راحت نیست با این داستان چه میدونم با یه اسم مستعار بیاد یا هر جوری که خودتون بلدید هندل کنید مسیر رو. مثلا از این لحظه به بعد هشدار که این یک پروسه ضبط شدنی در کار هست. من الان از یه چیزی رو تست کنم حالا که شما دارید صبر میکنید. الان شما اسکرین منو میبینید؟ داره؟ خب بود.
چی قطع میشه؟ ما چرا قد کوچیکیم اینجا؟ بزن روی چیز بزرگ میکنه. و توی تنظیمات انگار یک گزینه ای داره که میتونی بهش بگی صدا و تصویر بهتری رو از دوربین و میکروفونت بگیره، چون دیفالتش روی متوسط انگار که ترافیک کمتری استفاده کنه. من خیلی دوست داشتم یه جوری میتونستم بهش بگم که تصویر منو آینه کن از این چیزی که هست که انگار نمیشه، حالا مهم هم نیست. آها آره دقیقا من همین دوست دارم. سلام، صدای منو داری؟ بله خب. سلام، من مجری امروز هستم. اول از همه تشکر میکنم از همه دوستانی که تشریف آوردن توی میکنن. خب فکر میکنم تعداد به حد نصاب رسیده و میتونیم شروع بکنیم. همینطور که میدونین امروز در خدمت صد دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستیم که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن تا در این جلسه به سوالات متداول دانشجوها تو این حوزه سیستم‌های پیچیده پاسخ بدن. و اینکه سوالاتی هم که قرار پرسیده بشه سوالاتی هستن که دانشجوها تا به الان بر ما فرستادن، حالا یا از وب فرم نظرسنجی که پر کردن یا پیامایی که فرستادن، و در این بین هم هر کسی سوالی داشته باشه میتونن درخواست بدن. من اینجا میکروفونشون رو فعال میکنم تا سوالشون رو بپرسن. اول از همه بهتره به نظرم که یه معرفی داشته باشیم از آقای عباس کرمی و آقای سینا سجدی. بله بفرمایید. من اسم شما رو نمیدونه. من مائده کارخانی یوسفی هستم. خانم کارخانه یوسفی، شما ضبط میکنید الان؟ نه من که ضبط نمیکنم، فکر میکنم یه کسی هستش که مسئول ضبط کردن باشه. دوستانی که الان، چون که من اگه ضبط بکنم صدای خودم و سوالی که میپرسم نمیفته. دوستانی که الان به رنگ سبز رنگ هستن اونا ضبط میکنن. آقای شاهماری فکر میکنم بدونن که داره ضبط میشه یا نه. صدای منو الان ندارید؟ دارم من دارم. خب پس دارم این دوستانی که در واقع پروفایلش به رنگ سبز رنگ هست دارن ضبط میکنن، زحمت شما کشن. ببخشید من پا به رهنه پردم واسه صحبت. خواهش میکنم. چون من دارم منم اسکرین رو رکورد میکنم، بعد دارم یه جوری تنظیم میکنم که مثلا سوالا واضح تر باشه، ولی خب حالا چند نفرم ضبط کنم. خب مرسی. خواهش میکنم. خب من دیگه صحبت خاصی ندارم، فقط میخواستم که معرفی از شما دو نفر داشته باشیم. اگر لطف کنید معرفی بکنید تا خانم نرگس چینیچیان هم به جمع ما ملحق بشه. سینا معرفی میکنه شما؟ آره میخوام من بگم چون معرفی تو خیلی تونایی تر. آره خب من نمیدونم، بچه های شریف خوب یه تعداد زیادیشون رو میشناسم. من ارشد اونجا بودم، بعد الانم که الان هنوز ایران هم البته، ولی خب دارم میرم مؤسسه CSH توی اتریش و کارهایی که انجام دادم و انجام میدم به طور کلی معمولا کارهای نتورک، کارهای ایجنت بیس مدلینگ و کارهای گیم تئوری و اینها بیشتر شبیه سازی، حالا کار ریاضی هم کردم کنارش ولی بیشتر کارم کامپیوتیشناله و معمولا حوزه کاربردیش هم اپیدمیه، یعنی شبیه سازی اپیدمی و اینجور چیزا. و خب خیلی خوشحالم، ممنونم که منو دعوت کردید، ممنونم که از همه ممنونم که اومدن. سلام علیکم خانم چینیچیان، خوش اومدید. روز بخیر. سلام. منم شاید بشناسید
من گاهی وقتا بچه های شریفی باید میگن نار شریف شریف، منظورشون کسیه که هیچ موقع شریفی سابقه نداشته، ولی گاهی وقتا بهش میگیم که بیاله سلام علیکی داشته باش. من عباس کریمی ریزی هستم. بعد دیگه چیکار؟ آها یه کمی سمت کارهای تئوری و محاسباتی هم روی شبکه‌های پیچیده. جنس کارم خیلی مشخص نیست که بهتون بگم مثلا چه مسئله های خاصی دارم حل میکنم از لحاظ کاربرد، ولی تا اینجا هر چیزی که بوده سمت پدیده‌های بحرانی روی شبکه‌ها بوده، مثل مسئله تراوش و تراوش جهت‌دار که یه کارمون جدید اومده بیرون که ترکیبی از مدل تراوش و از همین اپیدمیولوژی که الان خیلی بورسه و کرونا و بلوتوس و ایناه. حالا میتونیم هم مثلا کمی تبلیغ کنیم بعد از این حرف بزنیم، ولی آره کلیت داستان اینه که من بیشتر سمت مسئله های خیلی مدلینگ هم، یعنی کاری که من میکنم هیچیش دیتا نیست تا الان، حداقل توی ارشدم روی مسئله زیستی کار میکردم، اونجا ایده این بود که از داده های تنظیم ژنی بفهمیم که چطوری دوتا ژن با هم دارن برهم کنش میکنن، به اصطلاح شبکه برهم کنشی رو استنباط کنیم، بعد حالا ببینیم با این شبکه برهم کنشی میشه چی کار کرد. توی زمان ارشدم یه کمی با دیتا کار کردم، ولی الان رسما کارم مدل سازی و این چیز هاست. جایی هم که هستم من الان دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه آلتو هم توی فنلاند و فیزیک نیستم دیگه، ولی خب مهم نیست توی دکترا که اسم دانشگاهتون چی. همچنین چنین شما خودتون معرفی کنید. من موجی نداری؟ نه اینجا سلف سرویسه، ممکنه وسط کاری که بگیم اعلام کنید یه ماشینی هست یه جایی بد پارک شده، یعنی جا به جا کنید فراید صرفی. خب منم نرگس چینیچیانم، 89 فیزیک شریف بودم، بعد ارشدم بهشتی کامپلکس خوندم و الان دانشجوی دکترام برلین و افیلیشن وابستگی دانشگاهم یه خود پیچیده است. کارت دانشجویی مال دانشکده فیزیک تکنیکال یونیورسیتی اف برلین، دانشگاه صنعتی برلین، و پولم پولی که باش دکترا انجام میدم از دانشکده علوم پزشکی میاد که توی برلین اسمش شاریته است. این شاریته یا شقیته مجموعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد فرای یونیورسیتی اف برلین و هومبولت یونیورسیتی اف برلین بوده که این دوتا دانشکده پزشکیشون رو میکس کردن و تبدیل شده به این شقیته. همون خیریه چیزیه این؟ آره اسم از همون خیریه میاد، قرن فکرم 17 هم چیزی. این بیمارستان رو که درست کرده خود دانشگاه بیمارستان رو اگه سرچ کنین میبینید که یه چیز شبیه هاگوارتس قیافش، ساختمون های قدیمی مثلا یه قلعه های عجب غریب، اینا چیز بودن، بیمارستان قدیم بوده و بیمارستان خیریه بوده، واسه همین این اسم شقیته روش مونده. بعد دیگه چی؟ از اون ور یه افیلیشنی هم به برنشتاین سنتر اف کامپیوتیشن نیورو ساینس برلین دارم که برنشتاین نتورک، نتورک گنده است تو کل آلمان و شعبه برلینش خب با دانشگاه هومبولت و دانشگاه تکنیکال یونیورسیتی و فرای یونیورسیتی اینا ارتباط نزدیک داره، ولی یه چیز شبیه مثلا یک آفیس بیرونیه که شما باید یک سری کردیت ها رو داشته باشین و یک سری مثلا قوانین رو رعایت کنید و اینا در کنار دکتراتون بهتون یک مدرک از مؤسسه‌شون میدن، از شبکه به شما، از شبکه برنشتاین به شما یک مدرک میدن نهایت. بعد دیگه چی؟ همین فکر کنم بر ما. آها کارم هم بگم ببخشید. کارم اینجوریه که روی شبکه های پیچیده مغز کار میکنم که بیشتر حالا با رویکرد دینامیک هم هست و از جنس های مختلف کار هست. مثلا چه میدونم الان این کاری که به شکل خاص روش فوکوس هستیم اینه که گروه ها رو توی شبکه پیدا کنیم، مجول ها رو پیدا کنیم توی شبکه و بعد ببینیم در طول زمان تو مغز وقتی دارن آدم ها یه کاری انجام میدن یا کاری انجام نمیدن این موجول ها چه تغییری میکنن. و بیشتر کار نتورکه، ولی کار نتورکه که خیلی هم روی داده های واقعیه.
و یه بخشی از پروژه هم همینه که این چیزها رو حالا توی داده‌های واقعی ابزرو کردیم، مشاهده کردیم، بریم ببینیم میتونیم شبیه سازی کنیم یا سیستمی بزنیم که شبیه این در بیاد یا نه. این دوتا بخش پروژه هم بخش عملیش هستش و بخش تئوریش و همین. شما واقعا کارت دانشجویی دارین؟ بله، باهاش مترو میشه سوار شد. ما اینجا خیلی وضعیت کارت دانشجویمون مضحکه، یعنی یکی از جلوی منو بگیره بگه ثابت کن که آلتو کاری هستی، میگم برو www بزن یه چیزی هست اونجا ببینید. کارت خیلی مسخره‌ای داری این شکلیه، باش در فقط باز میشم، خب هیچی نداره خیلی. خب ممنون از توضیحاتتون. فکر میکنم که دیگه بتونیم جلسه رو شروع بکنیم با سوالاتی که قبلا من لیست کردم و به ترتیب میپرسم. یکی از سوالاتی که از اول بهش اشاره شد این بود که چرا این رشته رو انتخاب کردیم و چه چیزی توی این حوزه جذاب و مهم و ارزشمند بوده برای انتخاب مسیر تحصیلیتون؟ یعنی بزرگترمون شروع کنه. کی بزرگتره؟ آی سجدی چندی؟ شما اصلا با سابقه تره فکرم. نه به متولدی، نه به ورود به میوتی. آقای سجدی میوت من نمیشنم اقلا. خب بذارین تا وقتی که شما میوتی من بگم. پس نمیدونم، ولی من بزرگترم یا نیستم، ولی جسارت میکنم من اول میگم. والا خیلی شخصیه این که آدم ها چرا رفتن، و من به شکل خاص نتورک رو خیلی دوست داشتم، یعنی جز چیزایی بود که توی فیزیک خیلی خوشم اومد ازش، و کلن کار با گراف ها رو هم دوست داشتم، از ریاضیات گسسته هم خیلی خوشم میومد، برعکس اکثر بقیه جای ریاضی که فراری بودم ازش، ریاضیات گسسته به نظرم جذاب بود. و دیگه چی، در ارشد هم یک اول که ارشدم هم روی نتورک بود، ولی نتورک اقتصادی بود، بعد و دکترا روی نتورک مغزه. بعد قسمتی از کار که من کلا ازش لذت میبرم همون نتورک است در واقع. این که موقع روی اقتصاد بود الان رو مغز و اینا خیلی برام تفاوتی نداشت. قسمت جالبش به نظرم شبکه هاست، و به خاطر علاقه به شبکه ها اومدم توی این فیلد. من صدام الان میاد؟ آره الان میاد. من از عباس میدونم بزرگتر. من هفته دیگه که امروستی شما خب من منظورم زمان ورود به به دنیای متعالی. خب آره یه دلیل خب نداره مسلما، همونطور که مثلا نمیدونم، ولی فکر کنم اولا افرادی که اینجا هستن رشتهشون فیزیک باشه، احتمالاً اینکه بگیم مثلا چرا فیزیک اومدی، این چرا فیزیک رو دوست داریم خیلی سوال آسون نیست. ولی مثلا آره منم ریاضیات گسسته خیلی دوست داشتم، هنوزم خیلی دوست دارم، ترکیبیات و اینا، نظریه احتمال خیلی برام جالب بود همیشه، حالا قبل از اینکه حتی بیام فیزیک، یعنی کارشناسی. بعد شبکه آره واقعا جالب بود، حالا شبکه رو خب قبل دانشگاه خیلی چیز ازش نمی آ گراف، اون موقع میگفتیم گراف چون ریاضی بود برای المپیاد کامپیوتر ریاضی و اینا، مثلا گراف میگفتیم بهش، که البته اسم اصلیش هم هست. بعد خیلی برام جالب بود اینم. برنامه‌نویسی هم خیلی دوست داشتم، یه چیزی شد یه جایی بود به اسم پژوهش سرا، بعد اونجا مثلا کارای رباتیک و روبوکاپ رو نمی‌کردن، بعد یه نفر مدرسه‌مون گفت که نمی‌دونم مثلا نمی‌دونستم برنامه‌نویسی چیه، بعد دبیرستان اول دبیرستان بودم، بعد می‌دونستم فقط مثلا باش کامپیوتر رو می‌سازن در همین حد. بعد یکی اومد گفت که یه بیاییم اینجا بهتون یاد بودیم همه اینا رو، اینا بعد مثلا زبان سی یه زبانیه که میگن باش خدا دنیا رو ساخته اینقدر چیزه، بعد من واقعا نفهمیدم، فکرم واقعا مثلا اینجوری مثلا از لحاظ ریاضی ثابت میشه که میتونه توصیف کنه جهان رو، حد یه چیز معنی اینجوری داشته باشه. بعد اون زبان مثلا به زبان سی میگفتن، این زبان
یه زبان خیلی خوبه که خیلی شبیه حرف زدنه. الان حالا براتون خنده دار باشه، یعنی مثلا میگفتن های لول دیگه، این تقسیم بندی لو لول های لول واسه این بود که مثلا زبان اسمبلی خیلی پرت از زبان ما، زبان سی خیلی شبیه حرف زدن. ولی خب دیگه الان احتمالاً پایتون رو دیدین همه. خب خیلی دور شدم الان دیگه. بعد یه چیزی هم بود، هنوز هم نمیدونم هست یا نه، این حالا این عبارتی که مقدار جنبه تطبیقاتی هم دارن و تو زمان معنی پیدا میکنن به اسم سوسیو فیزیکس. الان بیشتر مثلا میگن کامپیوتیشنال سوشال فیزیکس یا یه اسم دیگه هم داره، نمیدونم جا سوشال ساینس. ببخشید کامپیوتیشنال سوشال ساینس. اونم خیلی برام جالب بود و خیلی برام کلا جالب بود که مثلا یه مفهومی مثل آنتروپی رو بیاریم توی مثلا به هم کنش آدم با هم. چون حالا شاید من دارم احتمال میدم که تو سالهای بعدی حالا بچه ها در مورد هم صحبت بکنن، ولی خیلی برام جالب بود که مثلا چون فیزیک یه علمیه که اون چیزایی رو که قراره بررسی بکنن خیلی خوب بررسی کرده نسبت به بقیه. منظورم نیست که مثلا فیزیک دانا بهتره و فلان، نه، چون سیستماش جوری بوده که تونستن بررسی بکنن، اگه بقیه هم میشد حتما میکردن. بعد خیلی برام جالب بود که این ابزارا رو ببریم توی یک فضای دیگه، مثلا فضای اجتماعی و شاید روانشناسی توی اینا استفاده کنیم، توی علوم سیاسی، و اگه اینجا هم خوب جواب داده شاید اونجا هم خوب جواب بده. به طور کلی همین. تو من کمی از عقب‌ترش بگم، من نه آدم خیلی باهوشی بودم هیچ موقع، نه هیچ موقع مدرسه درست حسابی رفته بودم، و همین تا قبل از اینکه بیام بهشتی پای تختم نبودم قاعدتا، در نصف جهان سپری میکردیم. اونجا هم یه تنها حسن مدرسه ما این بود که معلم فیزیکامون نمیزدن و هیچ فیچر بیشتری نداشتن که، ولی من نمیدونم چرا با معلم های درب داغون دیپلوم چی شد که به فیزیک علاقه من شدم. هیچ موقع مثلا این سمتی نمیخواستم برم، چون اصلا نمیدونستم وجود داره. یعنی موقعی که من اومدم فیزیک، عشق فیزیک هسته یا ذرات بودم. بعد یه کمی یه نمیم چیز بچه هم عشق کوانتوم و اینا که اولش نگاه نکرده بودیم چی؟ نه ما یه هم کوانتوم نده بود الگنت این دنیای زیبا همه این من حتی این کتاب های هاوکینگ هم هیچ کدوم رو نخونده بودم، هنوز هم حتی نخونده. من تا قبل از اینکه بیام دانشگاه تنها چیزی که از فیزیک میفهمیدم هالیدی بود، اونم چون یه جایی پیدا کردم بعد هی میخوندم بعد نمیفهمیدم. بعد یکی بهم گفت تو که اینقدر فیزیکو دوست داری برو فیزیک مدرن کرنت اسکرین رو بگیر، اون خیلی خوبه. اون واقعا عالی بود چون میخوندم و اصلا نمیفهمیدم. ولی چیزی که برام هیجان داشت بود که وقتی نمیفهمم اذیت نمیشدم. مثلا من وقتی میرم سر این بحثای سیاسی اینا میشینم نمیفهمم ولی اذیت میشم. مثلا وقتی که راجع به فمینیسم هر چیز آخرش ایزم داشته باشه حرف میزنه من نمیفهمم و اذیت میشم. اما فیزیک و ریاضی اینجوری نبود، خصوصا ریاضی. واسه همین اول کارم که اومدم دانشگاه فقط میفهمیدم که پارتیکل فیزیک چیه. یعنی فعلا چیزی هست بشن که من شناسی دیدم خیلی جذاب. گفتم خب برم ارشد برم که من شناسی بخونم. بعد یکم اینجوری رفتیم جلو اینا. بعد من میخوام یه نقل قول کنم اینجا به یه چیزی که این فوتبالیست کیه الان بازیگر شده، پژمان جمشیدی. پژمان جمشیدی میگه اون موقع که من فوتبالیست بودم خیلی از سینما لذت میبردم، از وقتی الان دیگه بازیگر شدم از سینما یه لذت دیگه ای میبرم که اصلا شبیه لذت قبلی نیست و اصلا فوتبالم نمیتونم دیگه اونجوری لذت ببرم. این به نظرم تقریبا اون داستان واسه منی که بی فیزیکو ندیده بودم و بعدم فیزیکو دیدم بود. واسه همین کل پروسه سال سه و سال ارشد لیسانس من این بود که خب آخرش من چی رو دوست دارم، چون همه چی رو دوست دارم. اینجوری هم من راستش نبودم که بگم این بده و اون خوبه، من همه کلاس هم دوست داشتم. از این تعارفای هم نداشتم که حالا این استاد بد بود. من تقریبا میتونم بگم هر درسی رو به طور مقدماتی توی لیسانس بلد بودم، یعنی نسبیت خاص و عام دیده بودم، هم اپتیک دیده بودم، لکه درس جامد گرفتم و میدونید که کتابی که راجع به حالت جامدن وحشی ترین کتاب های موجودن. یعنی اصلا غیر ممکنه کسی کتاب کیتلو یا یکی اشکرافتو بخونه و عاشق فیزیک ماده چگال بشه. اصلا توی بهشتی هم اگه شما درس بگیرید 100% عاشقش نمیشید. ولی من برام خیلی جالب بود، من برای اولین بار وقتی دیدم که
آدما میتونن ساختار بلوری رو اینقدر خوب بفهمن خیلی ذوق کردن. ولی اونم به این خاطر بود که رفتم کورس سایمون رو تو آکسفورد دیدم و گفتم چقدر جالبه. یعنی اونجا به یه چیزی علاقه من شدم که الان بهش میگم فیزیک بس‌ذره‌ای، یعنی بادی فیزیکس. یعنی شما یه سیستمی دارید که یه عالمه پارتیکل داره، بعد حالا پارتیکل رو میاد میشناسید و میخواید کل سیستم رو بشناسید. بعد اون موقع با این سوال رو برو شدم که رسانش یعنی چی توی فیزیک. ما یه مش الکترون داریم میزنیم پس کلشون، بعد یه دفعه یه چیز بزرگ مقیاسی داریم به اسم الکتریک کارنت. بعد این خیلی داشت اذیتم میکرد که چجوری این چیزای بزرگ مقیاس. تا اینکه ما دکتر شجاعی داشتیم که خیلی با یه شیطنتی گاهی وقتا یه سوالایی رو مینداخت توی دامن آدم و جواب نمیداد، بعد این میخوردت و نابودت میکرد. و اونجا بود که من تقریبا جواب واسه این سوال که چند سال پیش دکتر شجاعی به من داده بود پیدا کردم. سوال اینه، نیروهای فیزیک همشون کانزرواتیو هست، نیروهای بنیادی. نیروی الکترومغناطیسی یعنی نیروی کانزرواتیو، خب پایستاره. یعنی شما مستقل از مسیر این نیروها وقتی دارید کار انجام میده. و ما هم میدونیم که منشأ نیروی استکاک الکترومغناطیسه. ولی الکترومغناطیس یعنی روی اتلافیه. چرا یه چیزی که ذاتاً اتلافی نیست ولی داره تلف میکنه انرژی، چرا وابستگی به مسیر پیش میاد؟ این سوال به نظرم مهمترین سوالی بود که من توی لیسانس داشتم بعد از اینکه آموزش کجاست. و این شاید جایی بود که من دنبال این گشتم که چجوری کلا چیز بزرگ مقیاس رو میشه با پایین مقیاس فهمید. اما همین دکتر جعفری باز داریم اونجا که خیلی خوب قصه‌های بامزه و هیجان انگیز اینو تعریف میکرد. بعد من دیدم که آره انگار این کامپلکس سیستمی ها خیلی خوب به این مسئله حمله میکنه. بعد دیگه گول خوردم و ارشد همونجا موندم و کم کم خوب دیدم ابزارا خیلی بامزه ترن. منم آره ریاضی گسسته خیلی دوست داشتم ولی هیچ موقع بیشتر از ریاضی پیوسته دوست نداشتمش، چون ریاضی گسسته راستش خیلی سخته، خیلی سخته. و اصلا شما هیچ موقع به عنوان یه دانشجوی فیزیک کسی بهتون ریاضی گسسته درس نمیده. یعنی شما از بسم الله الرحمن الرحیمی که میری سر ریاضی یک به کلکولس میگن، اون موقع هم که داری تانسور یاد میگیری و ریاضیات پیشرفته یاد میگیری بازم داری یه کلکولس پیشرفته تری رو یاد میگیری. ما هیچ جای ریاضی گسسته بلد نیستیم. و اینی هم که الان ما میگیم نتورک کار میکنیم، یه موقع کسی نه فکر نکنه که ما گراف تئوری بلدیم. نه، ما یه چند تا چیز گلچین برداشتیم بردیم اینجا توسعه ده. این بود خلاصه ریشه علاقه من اینه. و بعدا اینکه فیزیک آماری خیلی برام درس جذابی بود، خصوصا اینکه خیلی چیز عجیب و غریبیه و خیلی سازگار کردنش با ریاضی کار دشواریه. این برای من جالبه. یعنی بسم الله آماری اون اصلی که تمام ریز حالت رو با هم احتمالاً شروع میشه، این خیلی چیز عجیبیه به نظر من. و آدم ها بعد میپذیرن و ردش میکنه، هیچ موقع هم ازش استفاده نمیکنه. ولی برای من اون موقع عجیب بود و بعد دیگه حالا این شده مسیر. آدمه که ببخش میگم کلامت، دکتر گلشنی یه چیزی داشت میگفتش که من همیشه دعا میکنم رب بزدین تحیرا هم چیزی. بعد شما یه جوری قصه تعریف میکنید که متمرکز اون قسمت های حیرت داستان ها جالب ادامه. آخه همه این به نظر من همه چیز زندگی توی علم با یه واو شروع میشه، بعد اگه به غلط کردم نرسه ادامه پیدا میکنه. این داستانه این شکلیه. ولی یه چیزی هم بگم، من برخلاف سینا اصلا نمیدونستم برنامه نویسی خوبه. حتی اینجوری آموزش دیده بودم که برنامه‌نویسی کار مسخره‌ایه. آدم میشینه رو کاغذ انتگرال حل میکنه، بعد مثلا ابهت ریاضی رو کاغذ یعنی چی؟ مثلا من تا سالیان دراز کد نمیتونستم بزنم و خیلی این گذاره فاز بعدی بود راستش برای من. آره ولی آره کد زدن من اصلا با کد وارد دنیای کامپلکس نشدم.
آخرش هم خواستم یه مسئله روی کاغذ حل کنم نذاشته. ببخشید، دقیقا در رابطه با همین برنامه نویسی اتفاقا یکی از سوالای خیلی رایجی که داشتیم این بودش که توی رشته فیزیک در این گرایش سیستم های پیچیده خصوصا نوروساینس میشه کارهایی کرد بدون اینکه نیاز برنامه نویسی باشه؟ چون خیلی از بچه ها به خاطر اینکه ضعف در برنامه نویسی دارن یا میشه گفت چندان علاقه ای هم به یادگیری خیلی پیشرفتش ندارن از این رشته فرار میکنن از این حوزه و میخواستن این سوال متداولی بود که بدونن آیا میشه واقعا بدون برنامه نویسی خیلی پیشرفتن وارد این رشته شد؟ کام آقای کمی شما داشتین صحبت میکردیم میتونید ادامه شما. من اول از همه بگم که جواب آسونش نهه، حالا جواب طولانیشو توضیح میدم. ببین شما هر کسی اگه یه کمی فیزیکو جدیتر دنبال کرده باشه، یعنی توی ریسرچ درگیره شده، غیر از یه سری فیلدهای خیلی خاص فیزیک واقعا دیگه رو قلم و کاغذ چیزی رو نمیشه برد جلو. علتش همین چیز سادهه. شما فرض کنید 4 تا معادل دیفرانسیل کوب شده رو میخوای حل کنی. کلاس ببینید شما خیلی فیزیک آدمو گول میزنه، حقیقتش اینه. ببینید شما بسم الله الرحمن الرحیم، چرا من بسم الله میگم؟ خوبه، خب یه صلوات هم بفرست. ببینید شما میرید کلکیولس، یه مش انتگرال گوگلی بهتون نشون میدن که اینا حل میشه، بعد میرید مکانیک کلاسیک یه مش سیستم خطی بهتون میدن که حل میشه، بعد اینجوریه که میرید کوانتوم هم که میخونید یه اتم هیدروژن نهایتش بهتون نشون میدن، بعد دیگه کلا هیچی حل نمیشه. یعنی شما وقتی وارد فوق لیسانس میشید و میخواید یه چیزی رو واقعا حل کنید، میبینید که اون پس زمینتون هیچ چیزی رو حل نمی کنه، مثلا ربطی هم به فیزیک نداره. عمدتا وقتی شما دارید مسئله های دنیای واقعی رو حل میکنید، نیاز دارید که یه مش چیز عجیب و غریب رو هم حل کنید و کامپیوتر نیاز. سیستم پیچیده از اون وضعش فاجعه تره به چند دلیل. دلیل اول اینه که ما هنوز فرمالیسم ریاضی تر تمیزی نداریم که همه چیز رو خوب توضیح بده. دلیل دوم اینه که عموما معادلاتمون غیر خطی هن و حل معادلات غیر خطی کار آسون نیست. دلیل بعدیش اینه که خیلی وقت ما فقط دیتا داریم و یه عالم ابزار مربوط به دیتا نیاز داریم. یه دلیل دیگه هم اینه که تعداد زیادی آدم هم توی این حوزه که اصلا ریاضی بلد نیستن. به معنی که حداقل معنی که فیزیک دونا ریاضی بلده، به همه خاطره که خیلی سخت میشه. این دلیل آخر خیلی مهمه. میدونی چه؟ چون وقتی آدمایی که عمده آدما دوست ندارن یه چیزی رو خیلی کاغذی حل کنن، یعنی که پول کمی روی مثلا از کار کاغذی، به هر استاد قدیمی که مثلا خصوصا مثلا روی کیاس تئوری کار میکرد ایمیل میزدم، ببین خیلی خوبه من میستایم این علاقه شما رو، ولی ما پول نداریم خرج دانش دکترایی کنیم که میخواد این مسئله رو حل کنه. اگه یه مسئله دیتا محور داریم میخوای بیای اینجا، گفتم نه قربون شما خدا. یعنی اینجوری که در عمل نه، جواب اینه که نمیشه، چون نه کسی پول میده به شما به عنوان دانش دکترا کار کنید، نه اون مسئله که رو کاغذ میشه حل کرد خیلی آسونه. نظر من حالا من نیست اضافه کنم به منزل آقای کریمی. یه خورده من میخوام عقبتر صدا میاد؟ بله. یه خورده میخوام من عقبتر بگم که خب اون دوستایی که برنامه نویسی دوست ندارن، خب یه خورده شاید مثلا نمیدونم، مثل اینه که من دانشجو ورودی باشم بگم من تحقیقات کوانتومی رو دوست ندارم، خب این یه معنی میده، خب یه معنی در یه سطحی داره، ولی ممکنه که شما بگین که خب یه بخشی از قضیه هم شاید هنوز نمیدونید چیه. یعنی مثلا شاید در نگاه اول اصلا معرفی که بهت شده چیز نه. من به عنوان یک خاطره بهتون میگم که من خودم موقعی که کارشناسی بودم درس مبانی برنامه نویسی داشتیم که بعد سی پلاس پلاس توش یاد میگرفتیم. بعد کلاس ما خب کلاس 8 و 9 فیزیک بود و علل اصول میدونید که خب مثلا یه عده زیادی از بچه‌ها از سمپات های مختلف میان، خیلی از بچه‌ها اصلا مقام های روبوتیک دارن، مثلا طرف کد زنه اصلا وارد دانشگاه. بعد میری سر کلاس، اولین کلاس برنامه نویسی میشینی، هنوز حتی نمیدونی که مثلا کدا رو میشه با تب کامل کرد. من چند جلسه اول تو کف فقط این مسئله بودم که این استاده با چه سرعتی تایپ میکنه،
این خیلی سریع از اینکه حرف میزنه تایم میکنه. چجوری میشه؟ هم اینکه مولتی تاسک بود طرف، همین چیزش حرف میزد، همین که خب خیلی تب استفاده میکرد و من هیچ جوری واو طرف چجوری داره تایپ میکنه اینا رو همه رو. و بعد اینجوری بود که من اون کلاس رو ازش متنفر بودم، به خاطر اینکه 90% بچه‌های کسان 90% حالا الکیه واقعا، ولی مثلا حداقل یه 20-30% آدم‌هایی که سر کلاس نشسته بودن آدم‌های برنامه‌نویس بودن و وقتی استاد یه سوال می‌پرسید همیشه یه عده بودن که جواب میدادن و استاد حتی نمیتونست بفهمه که این سرعتی که داره درس میده، این سرعت هنوز با منطق یک مثلا بچه دبیرستانی که هیچ برنامه‌نویسی نداشته خیلی سازگار نیست. مثلا من یادمه که در این حد واسه شما سوال پیش میاد که ای مساویه با ای به علاوه یک یعنی چی؟ این هم تناقض. خب در صورتی که برنامه نویسون نگاه میکنم خب من دارم جایگذاری میکنم. خب این ساده ترین استپیه که اون اولش مثلا هیچ وقت به ما درست یاد نمیدن، شروعش معمولا با یه شیب خیلی زیادیه، به خصوص تو شریف من خیلی عادی حس میکنم که خیلی از این آدمایی که برنامه‌نویسی دوست ندارن ممکنه تحت تاثیر این جواب بودن که اختلاف سطحی خیلی زیاد بوده، هیچ وقت هیچ کی از صفر نشسته براشون توضیح بده، کورس خوب ندیدن و اینا باعث میشه که آدم یه چیزی رو بتونه خیلی راحت دوست نداشته باشه یا بگه من نمیخوامش. حالا اینو مثلا رد کنیم، یعنی من هنوز احساس میکنم همه اونایی که فکر میکنید بدتون میاد از برنامه‌نویسی، یه کورس خوب برنامه‌نویسی که یه پروژه قشنگ توش داره مثلا از کورسرا یه جایی بریم بگیرین. من مثلا فکر کنم یه آقایی به اسم چارلز بود دانشگاه میشیگان فکر کنم یه چیز کورسرا رو بعدا میتونم به بچه‌های جلسه بفرستم. چه خالکوبی داره؟ خالکوبی شده قرنگم حقیقت بر من معلمه نشون میده چندین بار در سر کلاسش. نه من در اون هم نه کلاس ولی مال دیتا بود دقیقا اینجوری بود که یه برنامه نویسی دیتا محور بود و یک مثلا فرض کنید یک باندل چارتوری یک کورس بود، من یه دونه شو نگاه کردم ولی نکتهش اینه که خیلی قشنگ میاد از صفر توضیح میداد، یعنی برنامه نویسی برای کسی توضیح میده که از مدرسه داره میاد، برای کسی که هکراند ذهنی چیزی نداره. اگه هنوز تجربه نکردین برنامه‌نویسی رو با یه معلم خوب حتما توصیه می‌کنم اینو امتحان کنید و بعد تصمیم بگیرید که برنامه‌نویسی دوست دارین یا دوست ندارین. بعد حالا واسه نوروساینس واقعا به نظر من جواب کلی مثل جوابیه که عباس داد اینجوریه که نه، واقعا به شکل کلی بگم که نه جواب بهتریه از مثلا سامری، ولی یه قسمتایی هست که بالاخره میتونید بدون کدنویسی برین، ولی آخرش اینجوریه که این مثلا پلات‌های پیشرفتم که می‌خوام بکشین آخرش یه بخشی اسکریپت نوشتن و کد نوشتن داره، یعنی اینجوری نیست که شما تا آخر عمرتون بتونید حتی مثلا توی چه می‌دونم فیل ذرات هم دارین کار می‌کنید، بعضن واسه اینکه بتونید یه دونه مثلا پلات خوبه یه چیزیو در بیارین احتمال داره که مثلا یه مقدار کد بنویسین. خب اینجوری نیست که بتونید از این قضیه کامل رها بشین و هیچی نداشته باشه، به علاوه اینکه توی مثلا نورسنس واقعا لازم دارین دیگه، یعنی اینجوریه که توی اکثر قسمت‌های کامپیوتیشنال نوروساینس شما مثلا یه مدل دینامیکی دارین که می‌خواید ران کنید جوابشو ببینید و جواب دیدن هم یعنی در حدی نیست قضیه که بتونید باهاش شهود معمولی داشته باشین، هر پارامتری مثلا 10 تا پارامتر دارین هر پارامتر تقریبا این رفتار زمین تا آسمون تغییر می‌کنه و تشخیص این که هر رفتاری کجا اتفاق می‌افته اینا چیزه، اینا با کد در واقع. حالا این من سعی می‌کنم خیلی هم بستش ندم ولی به نظرم واقعا برین برنامه نویسی رو یه شانس دیگه بهش بدیم. توجه به این که شما در مورد برنامه نویسی صحبت کردین، یکی از سوالات بچه ها این بودش که چه دانش و ابزاری و چه مهارت هایی نیاز هستش برای این که اولا بخوایم با این رشته سیستم های پیچیده بیشتر آشنا بشیم که بدونیم انتخابش بکنیم یا نه، و همینطور اینکه چه مهارتی لازمه یاد بگیریم تا خودمون رو بیشتر آماده بکنیم برای ورود جدی به این رشته تحصیلی. من یه نقل قولی کنم از یه پیغمبری ما داشتیم، ایشون میگه وقتی شما یه درسی رو میگیری این یعنی که قبل از اون کتابو برداشتی خوندی، الان یه سری سوال داری اومدی حل کنی، وگرنه کسی که اولین بار یه درس رو میگیره که نیومده واسه مرتبه نخست با این موضوعات روبرو بشه. اینا حالا میخوام بهتون بگم که خیلی راستش این چیز سنگینیه ولی درسته، یعنی هر فیلد اصلا من اینو اگر کسی اینجا دانشجو لیسانسه میگم شما توی لیسانس تا جایی که میشه باید تجربه کنی. دکتر آرش رستگار شما احتمالا بیشتر از من میشناسید،
یه جایی یه سخنرانی خیلی جالبه میکنه راجع به اینکه چه کسی از چه فیلدی از ریاضی خوشش میاد، و این اصلا اینجوری نیست که آدم و همشون این هم میپسندن یه سری مسئله ها رو. هر آدمی ذاتش روحیش فرق داره با یه چیز دیگه، مثلا خیلی وقت این مسئله شخصیه، یعنی راجع به برنامه نویسی ممکنه واقعا کسی خوشش نیاد، ولی من نظرم اینه که عمده چیزا آموزش خوب نبوده. همونطور که من توی لیسانس توی دو تا جبهه مختلف تقلب میکردم، یکی پاس کردن انقلاب و دفاع مقدس و اینا بود، یعنی همیشه ولفجر یک تا اینو قاطی میکردم، یکی هم سر کلاسای برنامه نویسی، چون میگم من عین یه چهار پایی بودم سر کلاسایی که بچه ها از هلی و فرزانگان داشتن سی پلاس پلاس میزدن و من بعدم میومد و تا سالها هم بعدم میومد، خصوصا که کسی بودم که بیشتر نمره ریاضی رو میگرفتم، بعد تا اینجا مسخره میکردن همه دوتا فور نمیتونی بزن. این آموزش مهمه، ولی خب اینم که چقدر شما درگیر اون مسئله بر من یه مثال بزن از نوروساینس و کارهایی که تو ایران میشه. مثلا شاید شما دکتر ولیزاده رو بشناسید، تحصیل تکمیلی زنجان، ایشون داره نوروساینس کار میکنه، اما اگر مقالهاشون رو نگاه کنید جنس کارهایشون خیلی فیزیکیه. یا حتی میتونم رفرنس بدم به ابتدای کورس دکتر مقیمی که گفت من اومدم اینجا یه مش معادله نمیدونم موج اینا میخوام حل کنم، فکر نکنید اینجا خبری، چرا انقدر اومدید ثبت نام؟ یعنی حتی نوروساینس هم یه سری کارهاش هستن که خیلی جدی معادلات مکسول ملت رو نویسن حل میکنه، ولی خب مثلا احتمال خانم چینشان اون طرف داستانه، میگه من دیتا دارم. یه چیز دیگه هم که به عنوان تجربه میخوام بهتون بگم، ببینید ریاضی تا یه جاهایش خیلی تمیزه، از یه جایی به بعد شما نمیتونید هر چیزی رو تحلیلی حدس بزنید، برای اینکه بتونید حدس بزنید مجبورید که شبیه سازی کنید. اصلا این کلمه مونت کارلو سیمولیشن اگر شنیده باشید ایدهش اینه. من یه مثال ساده میزنم، شما یه دسته از این کارتایی هستن که بعضیا باشه بازیای بدی میکنن 52 تا داره، اگر من به شما بگم تعداد جایگشتای اینو حساب کنید جواب اینه که 52 فاکتوریال جایگشت داره، 52 فاکتوریال غیر ممکنه شما اینو بتونید یه جایی داشته باشید. حالا اگه من بگم از این یه سمپل بگیر، چه جوری میخواید سمپل بگیرید که مجبورید یه چیزایی رو حدس بزنید؟ روش های مونت کارلو هم همینه، یه موقعی شما میخواید یه سیستم گمبلینگ رو حدس بزنید چه جوری کار میکنه، خیلی سخته که بشین یه عالم گزاره احتمالاتی بنویسید. واسه همین آسون ترین کار اینه که یه چیزی رو راحت شبیه سازی کنید، ببینید مثلا چه جوری باید پیش بره سیستم، بعد از اون شبیه سازی کلی ایده خوب میگیرید برای نوشتن تئوری. الان باز من میگم مقاله آخر ما رو نگاه کنید، یه بخشی داره که ریاضی ریاضیه، یه بخشی هم داره که کد، اما حقیقت اینه که ما قبل از اینکه اون ریاضی رو بنویسیم یه بار تمام این پرکولیشن ها رو ران کردیم، بعد فهمیدیم آها خب پس این باید این باشه، این باید تا اینجا بیاد بالا، مقدار این باید توی اون مقدار، خب حالا پس راه درست ریاضی فکر کردن این میتونه باشه. به همین خاطر اصلا برنامه‌نویسی رو خیلی به عنوان ابزار کمکی بهش نگاه کنید، یعنی حتی اگرم بدتون میاد ناچار ازش استفاده کنید، اینه چیز میمونه، اینه که شما میرید کوه نوردی بعد یه سری وسیله میبرید که وسیله اجباریه، اما یه موقع هم یه سری وسیله میذارید تو کولتون برای که اگه گیر افتادید نجات پیدا کنید. واسه خیلی از آدم ها این اونه. یه چیزی هم من بگم که نمیدونم هنوز مردم چجوری فکر میکنن راجب اینکه چی رو درس بدیم توی برنامه نویسی، خیلی هم بحث جنجالی، اما به نظر من عمده آدمایی که با سی پلاس پلاس شروع میکنن اذیت میشن، علتش همین چیزیه که توی آموزش بهش میگن لرنینگ کرو. شما برای اینکه سی پلاس پلاس تا مقدار قابل توجه یاد بگیری که زندگی درد نداشته باشه باید خیلی زحمت بکشی، برخلاف پایتون. پایتون رو خیلی خوب یاد میگیری، خیلی خوب میری جلو، و حالا جای دست و پاتون توی پوست گردو. من میخوام بهتون بگم که اون یه جایی که دست و پاتون میمونه توی پوست گردو امروز به قدر کافی دور هست. برای همه کسی سوالش اینه خب ما الان چی یاد، برای هر کاری توی فیزیک برید پایتون یاد بگیرید اگر هیچی بلد نیستید، بعدن که تو اون پوست گردو دوچار شدید اون موقع به یه حدی رسیدید که صلاح میدونید که بریم خب پدرمو در بیا سی پلاس پلاس یاد بگیرید، چون واقعا کنده پایتون، یه جایی کنده، هیچ تعارفی هم نداره.
ولی حقیقت اینه که ایمپلمنت کردن یک کد با پایتون گاهی وقتا میشه یک دقیقه، همون رو بخواید با سی پلاس ایمپلمنت کنید میشه دو روز. و از اون مهمتر پایتون یه زبان کامیونیتی بیسه، یعنی وقتی شما یه سوالی دارید تو پایتون 10,000 نفر جواب دادن به شیوه‌های مختلف، وقتی تو سی پلاس پلاس سوال دارید میرید سرچ میکنید یه مش آدم فوش دادن که این چه سوالی تو پرسیدی احمق بیشور، بعد یه سری پیدا هم میشن که میگن اینو برو توی فلان جا بخون، چون جنس کامیونیتی خیلی متفاوته. برای همین آدم توی پایتون بعدم یه چیزی من بگم، وقتی شما دارید ریاضی حل میکنید کاغذ رو میذارید جلوتون حل میکنید، اما وقتی کد میزنید همیشه باید یه مرورگری باز باشه سرچ کنید. بعضی احساس گناه پیدا میکنه، فکر کنم ما داریم چیت میکنیم یه داریم یه چیزی رو سرچ میکنیم. نه به خدا، من اینجا دانشکده علوم کامپیوتره و آلتو جز خفن ترین کامپیوتر ساینس های کل اروپاه. این پروژه که شما تو انویدیا میبینید یه عکس درست کردن بعد میگن این آدم واقعی نیست ولی ببینید چقدر شبیه آدم، اینا رو همه رو این طبقه بالای ما کدشون میزنن، خیلی آدم خفنیه. من تمام این کارگاه اینا رو میبینم و همشون میگن که ببینید ما آفلاین کد نمیزنیم. اینا رو میخوام بگم که خیلی در عمل مسئله سختیه اینکه شما واقعا دیل کنید که آقا برنامه‌نویس اون قدم زجرآور نیست، یا بهتون بد درس دادن یا بهتون نگفتن راهش چیه. و حواستون هم باشه کسایی که تو فیزیک دارن به شما برنامه‌نویسی درس میدن اینا هیچ موقع اصولی یاد نگرفتن، اینقدر کد زدن کارشون راه افتاده بعد حالا دیگه فکر کنن که بلدن برنامه‌نویسی هم درس بده. اینو اونایی خوب میفهمن که وقتی درس‌های ریاضی میرن با فیزیکی‌ها میگیرن. یعنی اگه شما جبر خطی و یه بار دانشکده ریاضی پاس کنی و هم دانشکده فیزیک اون موقع میفهمی. خیلی فرق داستانه. البته من ببخشید یه کامنتی بدم وسط این که دانشکده کامپیوتر درس های برنامه نویسی میده، فقط فیزیکیشو فیزیک میدن که اونم معمولا اجتهادیه که معمولا خوب میده. نه اون که خیلی سلبریتی و خوب و معروفه. خب فکر کنم همه فهمیدیم که باید برنامه‌نویسی یاد بگیریم کلا، در هر صورت دیگه در مورد برنامه‌نویسی دیگه صحبت نکنیم. خب من فرید بگم تا برنامه‌نویسی می‌رندیم توی سیستم پیچیده به خصوص شبکه‌ها یه لایبرری خیلی معروفه اسم نتورک ایکس که ما پایتون استفاده می‌کنیم، اینقدر خوبه ولی خب خنگ و کنده. خب یعنی بارها شده که من داکیومنت یه تابع خاصو باز میکنم و بعد میگم خب همینه که هست، خب همینقدر این کد احمقانه است، نمیشه سریع تر از این توی پایتون اینو نوشت. یه ابزار بهتری داریم اسم گراف تول، این توی پایتون ننوشته شده، این توی نمیدونم این کلمات تخصصی قلم به سلومی این چیزی که توی سی نوشته شده بعد رپ میشه میاد توی پایتون اجرا میشه، اون خیلی سریع تره ولی خب به راحتی ایمپورت نتورک ایکس از ان ایکس نیست براتون توی یه خط. این دوتا رو گفتم برای که بدونید مردم یه عالمه کار میکنن. یه چیزایی مثل سی پایتون و این قرتی بازیایی که پایتون رو با سی قاطی میکنن و نامدا و این داستانا وجود داره. ندارم یه پکیج دیگه هست به اسم اسنپ که فکر کنم واسه استنفورد، اینا خیلی سریعن. ولی حقیقت اینه که وقتی شما دارید یه کاری رو انجام میدی میخوای چیز ساده رو تست کنی، آره زیادن اینا. میخوام بهتون بگم که عمدتا اینا واسه پایتون نوشته شده و اونایی هم که واسه خودشون تو سی پلاس پلاس چیزی رو نوشتن معمولا نمیدن بقیه. این برمیگرده به همون مسئله کامیونیتی محور بودن. رفتم ممبر چشم. اینا رو خلاصه بدونید که اسمای معروف چی هم، ببینید چیکار مردم باش ما. یه کد ساده اینه که به چیزش من پیدا کردن کامپوننت های یه گراف. من به عنوان تمرین اینو میدم به اونایی که سی پلاس پلاس بلدن، یه شبکه با 1000 تا نود درست کنید بعد بیایید اینو تعداد کامپوننتاشو در بیارید ببینم توی چند خطی رو می‌نویسید. تا آخر جلسه هر کی انجام بده جایزه داره از عباس. خیلی قوره جایزه نفیسه اهدام کنه. آره یه سال بعد از برنامه‌نویسی مطرح شد ولی یه تعداد سوالم اینجا پرسیدن، الان در مورد اونا صحبت کنیم یا نه من نمی‌دونم. اگر مایلید میتونید صحبت بکنید، فقط وقت یکم محدوده. وقت اوکیه و چند درصد سوال رفته اینو رو توضیح میشه. بکنم من 3-4 تا سوال تا الان پرسیدیم، من دارم سعی میکنم سوال مهم و هایلایت شده رو بپرسم که وقت بکنیم حداقل به سوال مهم پاسخ بدیم. چقدر دیگه وقت داریم بعد؟ ما تا ساعت 8 وقت داریم. بله.
باشه. پس یه سوال بود که چه ابزارهایی و چه درسایی برداریم. آره من اینو دیدم ولی گم کردم الان راستش. بودش که اتفاقا از اول خیلی ها پرسیده بودن. آره خیلی مهمه. خب برنامه‌ریزی که میدونیم دیگه، ولی چیزایی که خیلی مهمه فیزیک آمالیه. از من فقط میگم با این فرض دارم میگم که شما رشتهتون فیزیکه، اگر رشته دیگه هستین باید یه جور دیگه با هم صحبت کنیم. فیزیک آمالی خیلی مهمه. بعد یه درسی هست که توی شریف دکتر اشتادی میده که بچه هم گفتن کاربرد کامپیوتر در فیزیک. فکر می‌کنم حالا مشابهش باشه جاهای دیگه. من دیدم جاهای دیگه خیلی ضعیف‌تر بوده، نمیدونم همه جا حتما جایی هست که حالا مثل اون باشه یا نه. بعد کورس‌های انگلیسی رو هم دنبال کنید. ICTP خیلی برنامه میذاره، حالا در حالت عادی که میتونید حضوری برین یه جوری، ولی الان بهتره شما میتونید برید مثلا تقریبا هر روز میپذیرن دیگه، آنلاین برنامه‌اش میتونید شرکت کنید. یه مؤسسه هست تو هند ICTS، ولی خب این که هنده گولتون نزنه، خیلی مؤسسه معتبری و استادا هم از MIT و Ivy League و غیره. اینا چیزای خوبی میذارن، هم تئوری میذارن هم برنامه‌نویسی میذارن. من در مورد من یه صحبت می‌خواستم بکنم راجع به این که کلا تو سیستم پیچیده چیا داریم، چند تا چیز داریم خیلی کوتاه. حالا نمیدونم الان بگم یا اینکه باز بعداً در موردش صحبت می‌کنیم، چون اینا هر کدومشون خب شما بخواید برین انجام بدین چیزای مختلفی هست برای یاد گرفتن. مایده شما موجه هستی؟ که الان میتونید در موردش صحبت بکنید. حالامون هم بوده. آره خب من خیلی ابتدایی بعد از لینک دوتا ما سر چشم میذارم ساعتم تمام بشه. من خیلی ابتدایی هست گوشیم بخونم چون اینجا اسلاید قرار نبیارم. خب شبکه خیلی مهمه، شما حتما این کتاب شبکه بخونید. اگه حوصله دارین ریاضی درست حسابی بخونین، کتاب نیومن هست. اگه نه کتاب بارباسی هست، خیلی جذابتره. مثلا برهم کنشیه، کلیک میکنین مثلا کتاب نیست، یعنی مثلا یک HTML فکر میکنم. کتابش هم هست البته، ولی HTMLش بالاتر. همینجوری که همکارمون نشون میدن. آره خیلی خیلی به موضوع بود واقعا. بعد بقیه‌اش هم میتونی پیشونی کنی چی میگم؟ دو در جلو، دو در در عقب. بعد سیستم های دینامیکی خیلی مهمه. لازم نیست حتما یه درس در این زمینه پاس بکنیم. پاس بکنیم خیلی خوبه، ولی سیستم دینامیکی یه چیزیه. مثلا شما مدل دیفرانسیالی که پاس میکنید، بعد خب چیزی که تجربه شخصی من بود، فکر می‌کنم همینطور باشه مثلا همه، یه مجموعه معادله بهتون میدن میگن اینجوری حل میشن، بعد یه تاشون اینجوری نمیشن، بعد این روش‌های عددی و اینا استفاده بکنید. سیستم دینامیکی برعکسه، به جای اینکه بیاید شما از چیزی که حل میشه برید سراغ مثلا حل کردن اونها، ببینید کجا کاربرد داره. سیستم دینامیکی اینجوری که شما یه پدیده رو مدل میکنید، یعنی شاید بشه گفت که مثلا از یه جنبه مادر کامپلکس سیستمز و شما میبینید مثلا آب و هوا این شکلیه، بعدش بارون میباره یا نه، بعد یه چیز ساده مثلا میسازید، بعد با توجه به اون با توجه به اون بعد مدل میکنید که چه اتفاقی میفته، یا مثلا درخت ها یه جایی هستن آتیش میگیره از یه جایی میسوزن شروع میکنه به سوختن، مدل میکنید که چه اتفاقی میفته. حالا مدل کردنش تو سیستم دینامیکی معمولا یه معادله دیفرانسیلیه، بعد یا معادله دیفرانسیلی میتونه حل بشه یا مثلا نمیتونه حل بشه که بعد عددی حلش بکنید. سیستم های پیچیده یه جوری انگار مثلا سیستم دینامیکی که مال فیزیکی هست رو میاریم کنار مثلا ابزارهایی که علوم رایانه، یا من واقعا به عنوان یکی که فیزیک در مورد تفاوت علوم رایانه و مهندسی کامپیوتر خیلی نمیدونم، کامپیوتری ها چیزایی که دارن از ابزار اون استفاده میکنیم. مثلا یکی از اون ابزار شبکه است. بعد آره حالا سیستم های دینامیکی خودش یک جورایی الان هم یکی از حوزه‌های سیستم های پیچیده هست به صورت جدا. اینم بگم این تعریفی که من این حوزه‌ای که ارائه میدم اصلا نه کامله، نه اینکه همه اینا کاملا تو سیستم های پیچیده حساب میشن. خب شبکه رو گفتم، سیستم های دینامیکی رو گفتم. آمار یه ابزار خیلی مهمه که تو همه اینا استفاده میشه. منظورم آمار سیستم های آماری
فیزیکی نیست، کلا آمار. یعنی شما دیگه از سیگما و غیره و غیره بگید بریم برای تنچیزی که تو دبیرستان خوندید و ادامه بدید. میشه مثلا یک شاخه‌ای که تو این باز میشه فرآیند تصادفی استوکاستیک پروسسز یا استوکاستیک داینامیک تایم سری آنالیزیس، اینا همشون اینا بخش ریاضی تر و تئوری تره. بازم میگم اینا ریاضی هست، معنیش نیست که برنامه‌نویسی نیست، منظورش اینه که مثلا از بیشتر دیتا اینتنسیو اصطلاحا، یعنی شما با یه داده باید کار کنید. این داده رو میگن مثلا این دنباله بارش‌ها در ایرانه، این داده رو باید رامش کنید اصطلاحا، از دلش در بیارید که خب یعنی چی مثلا ایران داره خوب اتفاقهایی میفته توش یا اتفاقهایی بدی میفته توش. در مورد ماده چگل نرم هم مثلا تو آلمان من میدونم خیلی جا گورای کامپلکس رو باز میکنید، یه جور گول میخورید، واسه یکی مثل من که اصلا علاقه به این جور چیزا نداره گول میخورید، بعد میبینید اون توش دارن فقط سافت متر یا همون ماده چگل نرم کار میکنن. من خیلی بلد نیستم با اینکه تو ارشد بستاری کار کردم که گرشش این بوده، ولی من اون کار رو میکردم، شاید بچه‌ها بیشتر توضیح بدن. کارهای زیستی و پروتئین فولدینگ و اینا هم هست که بازم اینا کارهای استاد من دکتر اشتادی بوده که من بلد نیستم، بچه‌ها شاید بیشتر بدونن، و نوروساینس هم همینطور. یه سر دیگه هم داره ماشین لرنینگ و دیتا آنالیز به صورت خام، اما اینا بگم میگم اینا چیزایی نیستن که بگم اینا جزء کامپلکسن، اینا یه اشتراک خیلی زیادی دارن و تو خیلی کارا استفاده میشه ازشون، و ممکنه مثلا شما بگید توی کنفرانس کامپلکس ببینید که دارن در مورد ماشین لرنینگ صحبت میکنن یا یه ایده جدید مثلا نورال نتورک جدیدی ساختن. اینا هم چیزایی که خوب ازش بدونید. ببینید شما از هر کدوم از اینا حداقل شاید باید مثلا دو سه تا فصل از یه کتاب مثلا درست حسابی بخونید. لازم نیست در دوره کارشناسیتون این کارو کامل انجام بدید، ولی زمانی که مثلا بخواید بگید که من میدونم سیستم های پیچیده چیه به طور کلی، باید همینا رو بدونید. من حالا نمیدونم، من خودم به خاطر اینکه جدی زیستی و ساختار اینا بلد نیستم، پس نمیگم کلا میدونم سیستم های پیچیده چیه. یه چیز دیگه هم بود، آها، ماشین لرنینگ یه چیز خیلی یه حوزه‌ای داره یه جور بچه‌شه، ولی انقدر این تخصصی شده که داره بزرگتر از خودش، بزرگتر از خودش نمیشه، ولی خیلی بزرگ میشه. اسمش عوض شده به اسم Natural Language Processing یا NLP. این در عمل ماشین لرنینگ و آماره، اما خب خیلی مهم شده. میان مثلا کتاب‌هایی رو مثلا بررسی میکنن، کار مختلفی انجام میشه. مثلا یه کاری که من خیلی برام جذاب بود این بود که اومده بودن سخنرانی‌های و جالبی که این داداش هنوز هست، زمان انقلاب فرانسه، سخنرانی هایی که مثلا اون کانگرسمن ها نمیدونم چی میگن فرانسویش، نماینده مجلس اون موقع شون اینا انجام میدادن رو اومدن بررسی کردن و بعد تحلیل کردن، و خیلی اوتومات اینه، خیلی ساده است. صرفا مثلا پایه اینفورمیشن تئوری، یعنی ما بپرد اینفورمیشن تئوری هم یک چیز بنیادی خیلی مهمه تو سیستم های پیچیده، اما نمیشه گفت مثلا یه گرایشی، الان بیشتر اگه کار بشه تو چیز دیگه استفاده میشه، یا تو آمار یا تو نتورک. آره، اومدن نگاه کردن که مثلا افراد وقتی صحبت میکردن چه موضوعی رو بررسی میکردن تو صحبتشون، و نفر بعدی که صحبت میکرده چقدر صحبتش شبیه صحبت نفر قبلی بوده. بعد از اون درآوردن که کدوم نماینده های مجلس خیلی تاثیرگذار بودن رو افراد بعدی، یعنی که حرفشون مانا بوده و از طرفی خیلی متفاوت بودن با افراد قبلی، یعنی حرفشون چقدر نوآورانه بوده. و بعد بررسی کردن اتفاقا مثلا اسمایی که در اومده مثلا سران حزب رادیکال چپ اون موقع است، برخلاف مثلا محافظه کاره که اصلا همچین خواهی نداشتن. خلاصه اینو کاره خیلی جذابیه. یعنی کامپلکس کلا اینجوریه که معمولا تو کنفرانس ها مثلا شما دوتا اسلاید اولش این جلال تو از عبده سود مثلا دوتا اسلاید اولش این شکلیه که طرف یه چیز مثلا خیلی هیجان انگیز بده نشون میده ماشین ما الان همه دنیا رو حل میکنیم، بعد مثلا اسلاید دوم اینجوریه که مثلا خیلی ساده مدل دیفرانسیل نوشته ایکس دات مساوی با دی ایکس به دی تی، که مثلا ممکن شما ندونید دیگه، کم کم برایش هیچ چیز شما نمیفهمید، تهش دوباره بهتون میگن که آها این نتیجه خیلی جذاب در اومد و ما مثلا مشکل رو حل کردیم. حالا این شوخی بود ولی واقعا همینجوری، یعنی اول کارها تو کامپلکس خیلی جذابه، هدفی که باشه میگه نتیجه هم که در واقع جذابه، وسطش پروسه خیلی سختیه، و برای همین حالا یه مشکلی هم هست که مثلا مقاله ها رو بعضی وقتا نمیشه دوباره جنریت کرد نتایجشون رو، چون نویسنده ها مثلا خوب توضیح ندادن، یا حالا ابزارهایی که مثلا HPC یا سوپر کامپیوتری که اونا داشتن ما نداریم کارو بکنیم. دیگه چی بود من می‌خواستم بگم از حوزه‌های سیستم پیچیده؟ همین بود. همه رو گفتم. اونایی که نگفتم لطفا شما بگید چیزایی که مربوط به زیست و چگل نبود.
بعد یه سوال دیگه بود اینجا من می‌خواستم بگم. ببخشید جز سوالاتی که شما هایلایت کرده بودین و می‌خواستین در موردش صحبت بکنین این بودش که حوزه سیستم‌های پیچیده بیشتر به کدام نظریه تکیه دارد و سود می‌برد، نظریه کوانتوم یا آماری و ربطش با آشوب چیه؟ اینم خوب میشه که بدین. آره یه نفر پرسیده بود، ببخشید. خیلی یکم الان تو چت دیدم پرسیده بود به کوانتوم. ببینید من خودم اتفاقا کوانتومو خیلی دوست دارم، کامپلکسم خیلی دوست دارم و خیلی دوست دارم مثلا بین اینا ربط ایجاد کنم. کامپلکس به همه چیز میتونه ربط داشته باشه چون که یه مجموعه زیادی از ابزار هاست، اما واقعا اینجوری نیست که ربط خیلی مستقیمی به کوانتوم داشته باشه. میتونه همونطور که مثلا توی روانشناسی داره جدیدن استفاده میشه، توی یعنی جامعه شناسی نه، توی روانشناسی استفاده میشه، توی کوانتوم استفاده بشه. یه سری کار نتورک هست که مثلا اینا خیلی داغه و مثلا بربسی و شاگردش جینست رو بیان کنی اینا دارن انجام میدن. بعد جا بعد اینا دارن انجام میدن و اینا کاری باحالی هست. اگه دوست دارین یکم نتورک بخونید، اگه هم پایی کوانتوم نتورک رو دارین به نظرم کاری اینا رو دنبال بکنید. بعد گفته بودیم که به کدوم نظریه بیشتر مرتبطه. مشخصا نمیشه گفت نظریه، ولی به مبحث سیستم های دینامیکی و فیزیک آماری بخواهی بگید یه چیزی پایشه اینه. بعد شما وارد هر حوزه‌ای که بشین، تو مسائل اجتماعی بخواین کار بکنید یه پیش‌فرضی رو بعد یاد بگیرین، تو مسائل نمیدونم نوروساینس احتمالاً یه چیز دیگه بعد حتما یه چیز دیگه بعد یاد بگیرین، توی اپیدمی یه چیز دیگه بعد یاد بگیرین. بفهم الان هر کسی از هر رشته‌ای که توی این گفتگو بوده احتمالاً دوچاره برگ ریزانه جدی شده. علتش هم اینه که اگر شما فیزیک خونده باشید سوالتون اینه که خب لامصب این درس داره کی به ما پس قرار بگه. اگر زیست خونده باشید همین حسو دارید، هر چیز دیگه خونده باشید دوچاره این مسئله میشید، چون تمام رشته‌های دانشگاهی یه برنامه مشخصه هزار سال پیشی دارن که دارن بر اساس اون میرن جلو. توی فیزیک وضع خیلی بدتره، به این دلیل که توی فیزیک عموم دانشگاه‌ها میخوان آدما رو یا های انرژی فیزیکار تربیت کنن یا کیهانشناس. این حقیقتیه که هیچ تعارفی هم نیست. هیچ دانشگاهی که حالا عمده دانشگاه ها وقتی میکنی کلاسیک درس میدن به بسم الله آشوب که میرسه میگن خب اینا دیگه اضافیه. یعنی اساسا چیزهای هیجان انگیزی که بیرون از مینستریم رو کسی درس نمیده طبیعی هم هست. برای همین نترسید. یک. دو، یه چیزی وجود داره اسم مهارت یاد گرفتن چیزهای جدید در یک هفته. این چیزی که سیستم پیچیده یا باید یاد بگیرن، چون مثلا الان سینا میگه نظریه اطلاعات. ولی نظریه اطلاعات خیلی بزرگه، اصلا اینجوری نیست که بشه یاد گرفت. بعد اگر شما بذارید هر کدوم از این درسایی که حالا سینا گفت، یعنی موضوع بخواید برید حداقل یک درس پاس کنید، بعد اندازه تمام چیزایی که تو لیسانس یاد گرفتید برید یه لیسانس دیگه هم بگیرید. برای همین خیلی سخته که به راحتی آدم بتونه همه این چیزا رو یاد بگیره، اما قرار هم نیست همش رو یاد بگیرید. برای همینه که مهمه که شما توی مؤسسات خوب درس بخونید. خب الان مثلا ما تا همین چند سال پیش توی سیستم پیچیده بهشتی به بچه‌ها الکترودینامیک 1 و 2 درس میدادن تو ارشد، کوانتوم 1 و 2 هنوز دارن درس میدن. یعنی شما کوانتوم پیشرفته دارید میخونید، فیلد هم نه، خود کوانتوم مکانیکس مسخره، یعنی هنوز به درد نخوره. اگه فیلد بود باز یه چیزی. این چیز سختی. بذار من یه چیز آی سی تی پی نشون بدم تا سینا ادامه بده. این کوش الان ببینید ICTP مثلا هر سری میاد یه سری اسکول برگزار میکنه اسمه Physics of Complex Systems. اولا اینکه این وقتی یه چیز اولش فیزیکه یعنی درد داره، این همیشه یادتون باشه. یعنی بهشون گفتن Physics of Ice Cream بدونید که اصلا خوش نمیگذره.
برای همین این درس ها عموماً برنامه نویسی و اینا نیستن، درس های خیلی تئوری و رو کاغذی هر سال برگزار میکردن. و این اسکول هم خیلی میدونید که ایرانی پسنده، همیشه ایرانی ها اپلای میکنه، یک ماهی میرن خلاصه تریست صفا. بعد ببینید اصلا درس داره، درس هاشون مثلا اسمشون بامزه است. بعد همیشه کلامتون اصلا هم صفا نیست، البته به صفاش فکر نکن، به شدت درس و سنگین و آخرش هم امتحان میگیرن. من یه عکسی دارم هست توی دوره ای که با هم بودیم ایتالیا، میتونم در راسته اینکه چقدر اون دوره سخته بتونم نشون بدم. بعد اینجا توی قسمت هر بار که این دوره برگزار میشه این تقویمشو میذارن که آقا امروز کلاس اینه، مبصر میپرسه، بعد مثلا اینم تمرینات و اینم لکچر نوت، بعد اینا رکورد میشه، مثلا این ویدیو ها مونده. یعنی همیشه توی این سیستم ICTP اینها موجوده. این راهیه که من همیشه میرم. یه راه دیگه هم وجود داره که آدما راحت‌تر میرن، اینه که تو گوگل سرچ میکنن ICTP videos فلان، بعد میاد براشون. ولی من همیشه اینجوری سرچ میکنم چون میدونم چیو میخوام. الانم به لطف کرونا واسه ما ایرانی ها خیلی خوب شده، چون همه چیز ضبط شده تقریبا موجوده. اما باز من یه چیزی بگم که خیلی ممکنه گولشو بخورن، خوشحال نباشید که توی دنیای زندگی میکنیم که دسترسی به منابع اینقدر آسون شده، خصوصا ما ایرانی هم که زود میدزدیم. این یه چیز بدی داره که شما یه عالمه چیز دانلود میکنید بعد یه موقع دنبال نمیکنید. خلاصه که اینا رو باید یه بزرگتری باشه، یادم با تجربه ازش بپرسید. من نظری اطلاعات هیچی بلد نیستم چون به دردم نمیخورد، اما یه زمانی مجبور شدم کلی بیولوژی یاد بگیرم. اون کلی که میگم اندازه مثلا چیزی که فقط مسترم هول داده، برای همین یکی باید باشه که ازش بپرسید معلوم باید دقیقا چی رو یاد بگیره. خب این داستان ICTP که من قطع کنم. سینای دام من الان من بگم اگه ببینید یه سری کلمه قلمبه سلمبه، مثلا وقتی ما میگیم پیچیده این یعنی چی؟ سیستم های پیچیده یه چیزی که به طور موضوعی از فیزیک خیلی بزرگتره. خب یعنی اینجوری نیست که این فیزیک، حالا زیر مجموعه فیزیک چیزی اسم سیستم پیچیده، یک بر اساس یک مفهوم، یک انگاره است به اسم انگاره پیچیدگی که هیچ کسی هم نمیدونه یعنی چی. برای همین یه چتر خیلی بزرگیه که تعداد زیادی رشته‌های علمی زیرشن. خب برای همین شما ممکنه بگید که آقا جان این ریاضیه یا فیزیکه، بعد این سینا اگر بگیم مادر سیستم پیچیده دینامیکال سیستمزه، سری مثلا فیزیک دون آماری ها میگن پم ما چی، میگه مثلا شما پدرشی. بعد یه دفعه دو سه تا پدر و مادر دیگه هم پیدا میشن. اینجوری نمیشه بگیم یه حکایت معرفه است، یه فیلیه، یه مش آدم کور میرسن به این فیل، بعد میخوان حس بزنه که این چیه. یکی دست میزنه به آجش میگه این نمیدونم استخونه، نمیدونم سنگه. یکی دست میزنه به این داستان سیستم پیچیده اینجوریه، یعنی هر کس از یه جایی رفته دنبالش. وقتی میگید آشوب برخلاف پیچیده یه کلمه کاملا ریاضی و تعریف ریاضی صریحی داره. همه سیستم ها لزوما پیچیده نیستن، همه سیستم های آشوبناک لزوما پیچیده نیستن، اینا رو باید فرق بینشون بذاره. اگر کسی میخواد آشوب یاد بگیره خیلی راهش آسون اتفاقا، بره سایت چه میدونم شریف یا مکتب خونه رو باز کنه، درس دینامیک غیر خطی دکتر مقیمی هست شروع کنه دیدن، یا اگه ارائه شد بره بشینه سر کلاس. ته اون کلاس شما آشوب به مقدار خیلی زیادی یاد گرفتید، تموم شد و رفت، بعد از اون همش درد و عذابه. یا میتونید برید کورس مثلا استرو گتس رو ببینید، یعنی شما با یه دونه درس پاس کردن میتونید تقریبا آشوب خوب بفهمید. اما سیستم پیچیده یه دونه درس وجود نداره که برید بگید من اینو میگیرم بعد میفهمم، چون عین اینه که یکی بیاد شما بگه من میخوام فیزیکو، یه درس به من بگو من برم فیزیکو بفهم، چی میخواید بهش بگید؟ شما صاحب مجلسی. من یه کامنتی اضافه کنم اینجا. کلاً بچه‌ها اون چیزی که تو ارشد به دکترا قرار یاد بگیرین در واقع همینه که چجوری خودتون رو آموزش بدین، به خاطر اینکه شما مقدار زیادی چیز رو تو کارشناسی به شکل پایه یاد میگیرین. توی ارشد هم یه خورده شروع می‌کنین، مثلا از درس پاس کردن شروع می‌کنین، تهش به یه پروژه تحویل دادن می‌رسین. خب این پروسه ها کلاً همشون بهتون کمک می‌کنه که یاد بگیرین چجوری به خودتون آموزش بدین. و الان هم که همه چیز در دسترس ماشاءالله، کورسرا می‌زنی مثلا کورس فلان از
80 تا دانشگاه مختلف بهترین استادا هست کورس و کتاب‌های زیاد هست، مقالات زیاد هست. اون چیزی که قرار شما در تحصیلات تکمیلی معمولا یاد بگیرین همینه که خودتون رو قرار یاد بگیرین که چجوری آموخته کنین در یک زمینه خاصی. و اینجوریه که آره واقعا نمیتونید هر چیزی که لازمه رو یاد بگیرین، ولی من فکر می‌کنم اگه حالا فکر کنم که مخاطب اصلی جلسه بچه‌های شریفن، ولی حالا تو هر دانشکده که هستین میتونید چند تا درس‌های پایه که به کامپلکس رپ دارن بگیرید، مثلا چه میدونم اگه کریتیکال فنومنا هست مثلا بگیرید، اگه آشوب هست بگیرید، اگه چه میدونم داینامیکال سیستمز هست، اینا رو میتونید چند تاشو بگیرید. ولی این به نظرم الان خوبه توی شریف چی داره ارائه میشه، بعد دینام خیلی خطیه که یادم سامان ارائه کرده، بعد درس خوب دکتر اشتادی هم که هست دیگه، چی داریم فاخته چیزی ارائه میکنه درس نتورکینا الان؟ یکی مدل سازی پدیده‌های آماری چیز میکنن، ارائه میکنن که مربوط هستش. آره حالا هرچی که بهتون میخوره، چون معمولا به اینم هست که سال چندین کی شانستون چی ارائه میکنه اینا، بعد مثلا یه وقتایی سال پایینین مثلا درس خوب ارائه میشه ولی بهتون نمیرسه، اینا خیلی سخت نگیرین در این زمینه ها. و یه نکته دیگه هم هست که اینا این دیتیل ها یادتون میره، یعنی شما یه عالمه چیز یاد میگیرین الان با یه رایت بالایی ولی خیلی از اینا یادتون میره، برای همین خیلی وسواس نداشته باشین روی اینکه چیا یاد بگیرین، بیشتر سعی کنید این روی کرده این که هر چیزی که یاد میگیرین خوب یاد بگیرین، مثلا بتونید تمریناشو قشنگ حل کنین، شهود پیدا کنین نسبت به قضیه، اینا رو انجام بدین و مطمئن باشین تقریبا همه اینا یادتون میره، ولی احتمالا یاد گرفتن دوباره شون سریع تر اتفاق میفته. این کامنت من بود. بین حرفاتون خیلی به نتورک سیستم اشاره شد و یکی از سوالات این بود که تفاوت نتورک سیستم و کامپلکس سیستم چیه؟ حالا نمیدونم به صورت دقیق تری میتونید توضیح بدین؟ خب سه تا نتورکی رو وردید اینجا قاعدتا از کل سیستم پیشه تهش میرسه به نتورک. من اینو بگم گوله ما رو نخورید، ما سه تامون رسما نتورک کاری، خب برای همینه که احتمالاً بایاستون میکنیم که سیستم پیشه این نتورک. با نمودار ون میتونیم نشون بدیم که این کامپلکس سیستم زه نتورک بیشتر از هر چیزی یک راه یافت به حل مسئله های پیچیده است. ابزارهای زیادی وجود داره، مثلا اونایی که چه میدونم اکتیو متر کار میکنن میگن که آقا ما مش مثلا چه میدونم مش باکتریو میریزیم توی بشقابی، بعد یه گوشه بهش غذا میدیم این باکتریا رشد میکنن، بعد کالکتیو بیهیویر نشون میدن، بعد شما دارید میگید چه جاله، بعد سریع یعنی یه فیلد ایکویشن مینویسن و دیگه خیلی ناراحت میشید. میتونید مثلا کارهای چیزا نگاه کنید توی آی پی ام دکتر ناجی یه سری کارهای اینجوری خیلی فیزیکی میکنه، اون یه جایش واقعا سیستم پیچیده است چون هر جا شما کالکتیو بیهیویر دارید یعنی اما نتورک نمیبینید. نتورک یعنی شما یه ابزار ریاضی تمیز جدید دارید که یه سری مسئله ها میزنید، واسه همین یه جایی به درد نمیخوره ولی یه جایی به درد میخوره، خیلی هم گسترده. یعنی ایده اینه که پشت هر سیستم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ یه فیزیکدان دنیا از اجزا و اینتراکشن بین اجزا ساخته شده، یعنی چیزی نیست خارج از اینا. حالا نتورک ساینس ایدهش اینه که بیایم برهمکنش هایی که این قدیم قد ترتمیز نیستن رو یه جوری مدل کنیم. شما مثلا توی مدل نیوتونی یه پتانسیل یک روی آر دارید که همه با هم هر چیزی که جرم داره با هم برهم کنش میکنه، اما خب یه موقع یه سیستمی دارید که برهم کنش خیلی عجیب و غریبه و اینقدر فرم ریاضی نداره، با چی مدلش کنیم؟ با یه شبکه. من چند وقت پیش دانشگاه تهران مفصل راجع به این حرف زدم، ویدیوهاش موجوده میتونید برید ببینید خیلی دوست دارید. من می‌خواستم از تخته استفاده کنم، فکر کنم یکی تخته از من گرفت ولی خب اشکال نداره. میخواستم بگم که یکی داره صحبت میکنه جز من. خب مثل اینکه صدا معلوم میاد؟ بله صداتون رو داریم. خب این تخته ببندم دیگه، تخته از من گرفت. خب نتورک به این معنی که ما میگیم نتورک زیر مجموعه سیستم های پیچیده است، یکی از زیر مجموعه خیلی بزرگشه و خب در کل زیر مجموعه است، چون شما میتونید کامپلکسیتی رو توی ساختارهای دیگه هم داشته باشین. مثلا توی گیم تئوری هم همیشه لزوما شما نتورک ندارین، اغلب وقت نتورک ندارین،
بعد ولی مثلا کامپلکسیتی ایجاد میشه، یا توی مثلا یه تایم سری عددی یک بودی هم میتونه کامپلکسیتی داشته باشیم و خیلی چیز دیگه. اما جدا از این یه چیز هم میگم در مورد نتورک، حالا من این مشکل خودم برام پیش اومد. ببینید نتورک در واقع سه تا چیزه، همه چون با هم رفت دارن، یکی گرافتوریه که تو ریاضیه، یکی نتورک ساینس یا کامپلکس نتورکس که مال ما هاست، یعنی مثلا فیزیکی یا کامپلکس سیستم، یا یه چیز دیگه هم هست به اسم سوشال نتورک. این سوشال نتورک ما اول فکر کردم مثلا اینا دارن فیسبوک و توییتر رو بررسی میکنن، اما یه چیز دیگه ایه، بحث برهمکنش بین آدم ها ایناست. معنیش این نیست که توی کامپلکس سیستم بررسی نمیشه، چرا میشه، اما با یه رویکردهای خیلی متفاوتی دانشمندان علوم اجتماعی و اینا دارن بررسی میکنن و مثلا یه مدل هایی دارن که واقعا مثلا خیلی از استادای مثلا مهم نتورک توی گلیش مثلا نمیدونن، یه جور دیگه داره رشد میکنه خلاصه واسه خودش. پس این سه تا، نتورک ساینس، گراف تئوری و سوشال نتورک، سه تا چیزن. اون چیزی که ما بیشتر بلدیم و شما احتمالاً اگه ادامه بدین و خیلیاتون هم الان بلدین، کامپلکس نتورکس رو که زیر مجموعی از کامپلکس سیستمز. من بخواه باش تنها راه این که بفهمید داستان چیه، یکی از این کتاب ها رو بردارید بشینید بخونید. این راهیه که من همیشه تو زندگیم رفتم، زیاد درد داره گاهی وقتا، چون مثلا خب زیاد نازک نیستن این کتاب ها که بشه یه هفته خون، ولی واقعا تا نخونید نمیفهمید که اولا داستان چیه، دوم نمیفهمید شما دوست دارید یا نه. خب یعنی اینا دیگه، این گلابی ترین کتاب اینه دیگه، آقای باراباشی، ایشون یه سلبریتی هم یه حالت آقا میری نتورک ساینسه. هی دودی کتاب اینجوری، کتابش هم آنلاین هست، میتونید حتی برید اینتراکتیو ببینید. خب حالا ما اینجا درسش میدیم، ما این کتاب نیومن رو اینجا درس میدیم. کتاب نیومن زاره اینه، کتابای تافله. شما رو از نسل نیستید که کتاب تافل دیده باشید. من بگم یا نه در مورد همین کتابو بعدش میخوام کامنت بدم. ببینید کتاب های تافل قدیم و خیلی کلوف بود، ولی همچه ما فقط اینه پفکیه، چون یه بخش زیادیش یه سری سواله که مثلا نمونه سواله دی. این کتاب نیومن هم خیلی کت و کلوفته، به خاطر اینه که محاسبات خاصی رو هی تکرار میکنه. یعنی مثلا یه جایی میده چیزی به شما یاد میده اسم جنریتینگ فانکشن، بعد هر سری این کتاب اینجوری درست کرد که اگه یکی اینجوری باز کرد از اینجا شروع کرد خوندن اذیت نشه. برای همین عین بقیه که عین مثلا مکانیک کلاسیک گلدشتاین دیدید شما، اونم تقریبا همین ضخامت رو داره، ولی 10 15 برابر این دردناکه، به خاطر اینکه اون اصلا اینجوری ننوشته شده که شما از وسط باز کنی بخونید بفهمید. باید خیلی حتی به نظر من یکی این کتاب رو بردارید بخونید، ببینید حداقل اینتروداکشناشو بخونید، ببینید که چی میگن، چی کار میکنه. این سه دسته هم که سینا گفت من نمیدونم چه جوریه، یعنی هر کسی برای خودش سه دسته داره، ولی خوبه که این کلمه براتون جا بیفته. مثلا وقتی میگن سوشال نتورک منظور فقط توییتر نیست، مثلا وقتی شما دارید همین اپیدمی رو مدل میکنید، مثلا شما میخواید اثر واکسیناسیون رو روی کاهش مرگ و میر ببینید، بعد مثلا میگید خب آدما چه جوری با هم برهم کنش میکنن، یکی واکسن میزنیم مثلا چقدر اثر داره، چجوری واکسن بزنیم، بهترین استراتژی واکسن زدن چیه، مثلا اول بریم نماینده مجلس رو بزنیم یا مثلا میتونیم از یه جای دیگه شروع کنیم. این همه سوالایی که میشه جواب داد. من امروز توی یه جلسه بودم که مربوط به کنترل کرونا توی کشورهای شمال اروپا، نوردیک کانتری، بعد سه تا تاک جدی داشتیم امروز راجع به این که این دیلی الان واکسن‌های آمریکایی که دو مرحله این غیر جانسون و جانسون، الان مثلا خیلی ها طرفدار اینن که بجن که بیایم دو تا دوزو بزنیم، چون شما اینجوری که وقتی میزنیم مثلا حدود 70% دوز اول ایمن میکنه، بعد مثلا up to 95% با دوز دوم ایمنی بالا میره، بوست میشه استرابه. الان مردم مثلا این سیرمی آقا بجن که بیایم همه رو دو دوزی بزنیم، تا جایی که میشه تعداد زیاده آدم یه دوز بزنیم که اصطلاحاً هرد ایمیونیتی، ایمنی گله حاصل بشه. مثلا من امروز یه عالمه مردم حرف میزنن که این دیلی بین این دوتا واکسن واقعا چقدر موثره و این مسئله ها اصلا بدیهی نیست. یعنی گفتن سیستم پیچیده یکی از چیزهای جالبش اینه که شما سوال خیلی آسون میپرسید و جوابای خیلی سخت میگیرید. شما برید مثلا دانشکده فیزیک، گروه های انرژی، عنوان چیزها رو بخونید، عنوان پایان نامه رو بخونید، اصلا
نمیفهمی چی میگه این در فضای فلان فلان فلان، اما توی سیستم جی آخه سوال خیلی آسون. من یه پیپری امروز میدیدم، سوال اینه که آقا ما میخوایم مسیرهای دوچرخه سواری رو توی کلان شهرهای اروپا بیشتر کنیم به اضافه یه سری قید که مثلا هم دسترسی فلان بیشتر بشه. بعد سوال رو میخونیم خب برید زیاد کنید دیگه چی میشه، اما وقتی میرید میخونید جزئیاتو اینکه چقدر عجیب و غریبه، اولا که به وجد میای که چقدر ریاضیات خودشو سازگار داشته که از این دنیای کاملا انتزاعی داره یه مسئله اینقدر کاربردی حل میکنه، از اون طرف هم میبینید که کار میکنه، یعنی به درد میخوره این داستان ها، یعنی اینجوری نیست که فقط تخیل ما باشه، برای ما باید تجربه کنید. ببینید من شخصا تو زندگیم به این رسیدم تنها راه درک زندگی تجربه کردنه، اینو باید دست ورزی کردی زیر آدم درگیرش بشه، با شنیدن قصه و سخنرانی هیچ کار نمیشه. برید تست کنید، الان هم اینقدر زیاد شدن این کورس مرسای آنلاین که برید ببینید چی میشه. خب ممنونم. ما یکی از سوالاتی که داریم حالا این که در پروسه یادگیری بود، یکی از سوالاتی که بودش تجربه پروژه و نحوه پیدا کردن پروژه است که بچه ها پرسیده بودن. اینو این اگر میشونم بله بفهم. یکی از بچه هم یه سوال داشت که میخواست توی چیز بپرسه، یعنی شفاهان فکر کنم بپرسه، اونم توی لیست اگه میشه بذارین. بعد من راجع به این صحبت عباس که هنوز الان تازه تموم شد یه کامنتی بدم که نظر من کامنت پرکتیکالیه. شماها به خصوص بچهای کارشناسی یکی از کارهای خیلی قشنگ و راحتی که میتونید بکنید و خیلی هم بهتون خوش میگذره اینه که همین کتابایی که مثلا عباس معرفی کرد رو بشینید، مثلا سه نفر آدم بشین با هم بشینید بخونید، هر کی یه فصل بخونه بر بقیه ارائه بده، دوباره برین فصل بعدی یکی بخونه ارائه بده. اینجور کارا چون الانم خیلی جنرال نگاه مثلا پروژه خاص ندارین یا مثلا یه جوری نیست که بگین تزم عقب میفته فلان اینا، هم لذت بخشه هم باعث میشه وسطش ول نکن. چون من طبق تجربه خودم اینجوریه که آدم از این کتابا خیلی خوشش میاد شروع میکنه، 5 صفحه اول با عشق میخونه، 5 صفحه بعد خودش مجبور میکنه بخونه، 5 صفحه بعدش اینجوریه که حالا هفته بعد ان شاء الله میخونم و دیگه مثلا چه میدونم اگه 30-40 صفحه کتاب خونده باشین خیلی هنر کردین. ولی معمولا وقتی با یه آدم دیگه قرار میذارین و با هم میخونین این وظیفه رو حس میکنید که پیش برین و به نظر من پروسه خیلی قشنگ و خوبیه به خصوص تو کارشناسی، به نظر من خیلی چیز میتونه یادتون بده. این فقط یه کامنتی بود راجع به سوال قبلی، ببخشید. به نظرم کلا این بچه خیلی خوبیه توی یاد گرفتن که یه نفر حمله نکنید به یه چیز، این فرسایشیتون میکن. و این وسط هم من یه چیزی بگم، بعضی ها کم کم به این فکر میکنن که پس این همه درس خوبی که داره به طور سنتی ارائه میشه اینا رو ما یاد نگیریم حالا بریم هی اینو اونو بخونیم، گول اینو نخورید. یه موقع ببینید شما اگه مکانیک کلاسیکو یه بار عمیقا یاد نگیرید، به نظر من هیچ درسی اون چیزی که میگن مکانیک کلاسیک یا مکانیک تحلیلی، به نظر من اون بهترین درسیه که به شما یاد میده چطوری از ریاضی برسید به کاربرد. و اینا همه توی اون فوان جوانی میخونن دیگه، مثلا کوانتوم اینا رو زد دیرتر، تحمل زجری که آدمی کشه تا این مسئله سخت مکانیک تحلیلی رو حل کنه، اینها یه چیزایی ها تغییر میده تو ذهنش که تو آینده بهش کمک میکن. من یه ایده ای دارم که بعضی ها میگن ایده خیلی فاشیستیه، ولی میگم به شما کسی که میخواد بیاد توی علم باید یاد بگیره چیز زجری رو باید تحمل کنه، یعنی باید با سختی بزرگ بشه. برای همین اینکه آدم الکی هم گاهی وقتا یه سختی میبینه به نظرم چیز بدی نیست. من گاهی وقتا پیغام میگیرم مخصوصا امسال که همه چیز آنلاین شده که این دانشجوهایی که تازه اومدن دانشگاه بزرگ همشون قور میزنن که این چقدر بده، این همیشه بوده، یعنی همیشه آدم وقتی میاد تو فیزیک میفهمه اون چیزی که بوده نیست، این طبیعیه. شما زنم که میگیرید یا از اون طرف همیشه میفهمید که این اونی که بوده نیست، این طبیعیه، آدم هر چیزی که میشناسه عوض میشه. برای همین مراقب باشید، این چیز عجیبه که تجربه باید کنید اصلا. یعنی شما باید یه بار مکانیک کلاسیکو تا ته تهش کامل یاد بگیرید، شاید به دردتون نخوره صریحا، ولی تو ذهنتون یه چیزایی درست کرده که بعدن کار میکنید باهاش.
خب بچه من پیشنهاد کنم یه مقدار سرعت رو بیشتر بکنیم، چون فکر کنم 40 دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا نمیدونم شاید بعدش بشه، من مشکل ندارم بمونم، ولی نمیدونم جلسه میتونه باشه نه. داشتم پروژه رو میپرسیده بودم. بله اگر لطف کنید پروژه. ببینید من پیشنهادم اینه که اول نه، شما دو تا چیز رو باید با هم همزمان حل بکنید، یه مسئله دو مجهولیه. بعد یکی چیه؟ یکی اینکه شما علاقه داشته باشین به اون موضوع، یعنی به سوال علاقه داشته باشید. مثلا سوال در مورد اینه که از اپیدمی مثال میزنم، مثلا اگه آدم‌ها سیستمشون رو به جنگ این شکلی بکنن اون شکلی بکنن، بیشتر مریض میشن یا کمتر مریض میشن، یه چیز خیلی ساده این شکلی. اگه علاقه دارین به این مسئله خب خیلی خوبه، بعد این بخش قضیه حله. یا مثلا به یه چیز دیگه ای تو نوروساینس یا غیره و غیره. یه مسئله دیگه اینه که استادهایی بتونید داشته باشید که باهاشون اون کارو بتونید پیش ببرید، و این خودش چند تا زیر شاخه داره قضیهش. واسه اول کار من پیشنهاد میکنم بیشتر دنبال این باشید که مطالعه کنید، بیشتر دنبال کسایی باشین که میتونید چیزی ازشون یاد بگیرین، حالا چه استاد چه مثلا دانشجوی سال بالایی که مثلا بغل دستتون هست میتونید ازش استفاده کنید و اینا. چیزایی که دور و بریاتون خوب بلدن رو سعی کنید اونا رو یاد بگیرین، چون یاد گرفتنش آسان‌تره. اما اگه مثلا حالا یکم رفتین جلو یاد گرفتین، دوست داشتین یک پروژه‌ای رو شروع بکنید، حتما به این فکر کنید که استادی که تا حدی نه 100 درصد علاقش با علاقه شما مطابق باشه. مثلا چون شما فکر می‌کنید فرد X مثلا فرد خیلی خوبیه، مثلا آدم مهربونیه، واقعا مهم هم هست این مسائل. معمولا برعکس، تجربه نشون میده همه آدمایی که اول مهربونن بعدن دیگه مهربون نیست. آره میخواستم به همون برسم تو حالت دومش، مثلا طرف خیلی خوش برخورد و اینها، بعد به خاطر همین من دوست دارم با ایشون پروژه کار کنم، حتی اگه مثلا کارش اصلا ربطی به علاقه من نداره، بعد اصلا میخوام برم اونو مجبور کنم که بیاد یه کاری که من دوست دارم انجام بده. خیلی ندیدم کسی تجربه خوبی داشته باشه. یا اگه فقط به فیلد یه نفر علاقه دارید، اونم خیلی دلیل خوبی نیست. حتما برید با مثلا دانشجوی قبلی که باش کار کردن، حالا افرادی که مثل شما هستن، اگه مثلا دانشجو ارشد داره، دانشجو دکترا داره، حتما کسی که فارغ التحصیل شدن، با اینا چند تا صحبت کنید ببینید که مثلا میتونید کار کنید یا نه. اگه هم حالا من فکر می‌کنم بچه‌ای که شریفن که خب استادی هستن که کار بکنن، اما اگه مثلا تو دانشگاهتون کسی اینجور چیزا رو کار نمی‌کنه، بازم مسئله‌ای نیست، میتونید به استادا ایمیل بدید. خیلی چیز مثلا کار عجیب غریبی نیست، مثلا که آخ معلم می‌خوام به استاد ایمیل بدم مثلا الان برمیگرده مثلا نابودم می‌کنه، میگه تو دیگه کی هستی؟ نه چند حالت دیگه جواب نمیده، جدید از این ترس دیگه داشته باشه. آره شاید نمیدا به روز رسانی باید بشه این توصیه هایی که ما میکنیم، بچه یکم خجالت بگیم این مسئله داره این ایمیل نزنید به استاد یکم کمش بکنید. نه ایمیل بدین اگه به اون حدی رسیدین که احساس کنید میخوایی یک کاری شروع کنی، یعنی یه مقدمات اولیه رو یاد گرفتیم، بعد یا یعنی که میبینید یه فرد ایکسی که مثل شما هست اون داره کار میکنه، خب اینم یک نشونه ایه. بعد به این استادا ایمیل میدید، بعد این استادا حالا یا جوابتون نمیدن که احتمال خوبی داره، یا اینکه جوابتون رو میدن، وقتی زیاد بدین بالاخره یکی جوابتون رو میده، باش صحبت میکنید. بعد اینکه اون بخواد هم تنها مسئله نیست، شما هم باید بخواد. و همین الان مثلا اینکه از ما بخواید بپرسید که مثلا رو چی کار کنیم، اینو باید شما بگید مثلا از رو اخلاقتون اینو باید مثلا از وسپینیانی و نمیدونم باراباسی و استفن ترنر رو اینا بپرسیم، مثلا چه مبحثی مبحث آینده و این هاست، و مثلا کارمون چیز میشه. آها تو منابع اینو چیزی بگم تا نرفتی استپ بعدی. من وقتی فوق لیسانسم خواستم شروع کنم، رفتم به دکتر جعفری بودم، دکتر من میخوام روی مسئله سینکرونیزیشن کار کنم. خب خیلی عالیه، موفق باشی. گفتم نه میخوام با شما کار کنم. خب من رو سینکرونیزیشن کار نمیکنه. گفتم نه دکتر، حالا بریم کار کنیم. بعد من از اون موقع فهمیدم که بابا حتی توی یه ساب فیل، یعنی توی فیزیک سیستم پیچیده‌اش، توی سیستم چه نتورک، توی نتورک سینکرونیزیشن، خب این آدم این کاره نیست، یعنی کار من این نیست. بعد من فهمیدم که اینجوری هم نیست که آدم یه چیزی رو برداره بره پیش یه نفری بگه من میخوام اینو کار کنه. خب این طرف کارش این نباشه، تخصصش نباشه، به درد نمیخوره، چون اگر مسئله بعدی به شما بده، شما میفته توی چاله. یه چیزی که بعداً میاد دکترها مثلا اگه خدای نکرد اومدید سمت ریسرچ میبینید، اینه که توی لیسانس هر چقدر هم یه مسئله سخت باشه،
احتمالا 100 سال بوده اونو مردم حل کردن، یعنی 100 نسلی اومده این مسئله سخت شهرشانی حل کرده، دوباره یه ترم بعد اومدن دوباره شهرشانی گرفتن حل کردن. اما ریسرچ اینجوری نیست، ریسرچ یه چیزی، یه سوالیه، بعد اگه طرف خیلی خوب کار کرده باشه یه آینده روشنی براش میبینه. اما وقتی به یه آدم که خیلی وقتا روی مسئله کار نکرده و ذهنش شارپ نیست برید بگید من میخوام رو این کار کنم، میگه خب بیا بریم کار کنیم، ولی خب ممکنه به جایت نرسید. این یک. بعد دو، گفتم خب دکتر بریم روی اپیدمی کار کنیم. بعد دکتر گفت ببین اپیدمی هم خوبه ولی دیگه حل شده، دیگه سوال جدی نداریم توش، که خب از سال گذشته که کرونا اومد دیدیم که نه، یک عالم مسئله جدید هست و یه عالم چیزای هیجان انگیز که حل کرد و شاید با خوابیدن تب کرونا تب اینا هم بخوابه، طبیعی هم هست. یه سری مسئله هات تاپیک هست. آقا کرونا اومده اینه تمام، الان من میرم پولی میگیرم از جایی مسئله رو حل میکنم، دو روزه که تمام شد میگن کل بابا، به همین سادگی. این همیشه بوده، اصلا این حواستون هم باشه. من با یه واسطه از نیومن بزرگ صاحب کتاب نتورک شنیدم که اگر میرید جای پی اچ دی بگیرید سعی کنید با عنوانهای کلی تر بگیرید، مثل پی اچ دی این اپلاید مس، پی اچ دی این کامپیوتر ساینس، اینها. چون مثلا یه سری دانشگاه الان جایی که سینا داره میره دارن بهش پی اچ دی نتورک ساینس میده، یعنی اند دیتا ساینس. این چون وقتی خیلی چیزی رو اینقدر نرو داون میکنی معلوم نیست 50 سال دیگه واسه چی باشه. برای همین اینا رو گفتم که بدونید الان توی این لوکالیتی شما خیلی نامید به زندگیتون بالاست. حالا میخوام بهتون بگم که الان درگیر این نباشید. به قول آقای فایمن هر مسئله ای به قدر کافی جالبه اگر شما قشنگ برید تو دلش. الان زیاد درگیر این نشید که این خوبه اون بده این بده. مثلا من از بچگی از نوروساینس بدم میومد، هیچ موقع هم نرفتم سمتش، یه درسی هم رفتم اینوار گرفتم بعد بیشتر فهمیدم که نباید برم سمتش. به نظر آدم گفت یه چیزای کلی میفهمه که نباید این وری بره، اما بقیه چیزا هیچ موقع مشخص نیست. برید یه مسئله رو بردارید شروع کنید حل کردن، همین. مثلا مهم نیست که چیه، فقط شروع کنید. خب ممنونم. دیگه کامنتی روی این بحث نیستش؟ یه لیستی هم این لیستی از آدم هایی که تو ایران حداقل سرشناس هم دارن کار سیستم پیچیده میکنه. حالا احتمالا شما که شریفید شما هم شما انسان های بایاسی هستید، چون شما همیشه در دریایی از منابع به سر میبرید. اما خب اگر کسی بیرون از تهرانه و در جمع ما هست میتونه نزدیکترین دانشگاه یا آدمی که مثلا میتونه بهش دسترسی پیدا کنه رو داشته باشه. خدا را شکر توی تهران و اصفهان خیلی خوب شده وضع سیستم پیچیده. شریف که تازگی چند تا استاد جدید دارید؟ دو تا سه تا دارید؟ همین چند وقت بشم توی دانشگاه صنعتی اصفهان کارگاهی روی شبکه برگزار شد که ضبط شده منتشر هم شده، میتونید ببینید. ببخشید میتونیم دوستامون هم بشنویم؟ خانم یا آقای ابوالمعالی؟ یا هنوز خودم سوال؟ من فکر میکنم اول اگر اجازه بفرمایید من یکی از سوالهای خیلی مهمی که همه میپرسن رو بپرسم، بعدش اگر وقت بود و انرژی باقی بود سوالی بگیرم. من امروز مشکلی ندارم، سینا خانم چینی چیان رو نمیدونم، واسه همین من میدونم بقیه شاید اذیت بشن، ولی من امشب هستم هر موقع هر کی سوال داشت. ممنون. پس من از یکی از نگرانی های همه میپرسم که چقدر میشه کارهای غیر آکادمیک کرد و بازار کار کسایی که توی سیستم پیچیده تحصیل میکنن به ایران چه خارج، حالا هر کدوم که بیشتر اطلاعات داریم لطف میکنیم. کی پول در آورده؟ من میتونم یه جواب تز بدم. ببین من الان به شکل کلی همه چیزو که نمیدونم، ولی نوروساینس رو که میدونم جوری بود که از اول پیشتی که من شروع کردم تقریبا هر جای شرکت متوسط یا بزرگی که بزرگ منظورم در اسکیل چیز نیست، اسکیل مثلا مایکروسافت گوگل و نمیدونم آمازون اینا نیست، منظورم شرکت هایی که لوکالن بیشتر مثلا یا نهایتا مثلا داخل آلمان هم فلان، تقریبا تو هر کدوم از اینا که رزومه فرستادم مصاحبه رو گرفتم.
و اینجوریه که از نظر چیزی خیلی تعداد زیاده جاهایی که کارهای مربوط میکنن بر نوروساینس اقلن من حتی اقل میتونم بر. و اینکه با یک رزومه مثلا که من داشتم و میشه گفت مثلا رزومه خوبیه ولی شاید یعنی مثلا چه میدونم اگه برگردم کارشناسیم من میشم یک دانشجو که خیلی فعالیت مثلا خارج درس زیاد داشته و فعالیت‌های درسیش به مینیمم ها محدود بوده. مثلا من چه میدونم چای و فیزیک رو 3 سالی فکر کنم مثلا مسئولش بودم یا مثلا یه سری کارهای حتی علمی ولی خارج کلاسی زیاد میکردم و درس هم عوضش نمره‌هاش خیلی آنچنانی نبود. یعنی مثلا بخوام بگم یه دانشجوی متوسطه مثلا شریف میشه. بعد با یه همچین وضعیتی و بعد مثلا ارشد خوندن، پروژه داشتن، دکترا اینجا خوندن، الان هر جایی که تقریبا رزومه فرستادم که کاراشون یه خورده ربط داره به نوروساینس و الان استارتاپ زیاده. مثلا شرکت‌های کوچیک که کارهای مربوط به مثلا مغز می‌کنن به نسبت خیلی زیادن. و اینا تقریبا برای در همه چیزاشون آپشن‌های کاری بیرون آکادمیا وجود داره. ولی حقوقش هم وابسته به کشوره، یعنی مثلا به نظر حقوقش از آکادمیا خیلی بالاتره ولی وابسته باز به کشوره و اینکه چقدر مثلا بزرگ باشه. مثلا شما دکترا میگیرین، کلا هر دکترای مثلا کامپیوتیشنالی که بگیرین یا مثلا علومی که بگیرین یه جاهایی مثلا مکینزی استخدامتون میکنن. اینا کار ندارن که مثلا تو دکترای چی داری اینجوری، اینکه کانسالتنت یه چیزی میتونی باشی بالاخره بیا ما بگیریم اگه مثلا دانشجو خوبی باشی. از این جنس مثلا مکدونالدز میگیره. بعد نکتهش اینه که مثلا حقوقشون هم خیلی، مثلا من نگاه کردم اینتری لول حقوق مکینزی مثلا 150,000 دلار در ساله که خیلی مکینزی یکی از بزرگترین شرکت های کانسالتنسی دنیاست که مشاوره میدن، مثلا در اسکیل به دولت ها مشاوره میدن به مثلا شرکت خیلی بزرگ محاسبه. این یه شغلی که ما توی ایران نداریم. خب این من اینو خیلی چیز خوب جالبیه. نه من الان دارم توی چیز میگم، الان من در اسکیل خودم دارم. حالا میتونید بعدن یه خورده، یعنی میتونیم بعدن بریم توی مرحله مثلا ایران چی داریم فلان. تو ایران هم من فکر میکنم در اوردر مثلا استارتاپ الان هست چیزایی که کارایی میکنن که به مغز مربوط باشه، ولی شاید مثلا از نظر اینکه شرکت‌های گنده باشه، مثلا فرض کنید اینجا مثلا زیمنس هست، یه قسمت گنده داره زیمنس هلف، کلا مثلا تمام این دستگاه‌های اسکنر مثلا توی زیمنس ساخته میشن، نه تمامشون ولی تعداد زیادی از اسکنرهای دنیا توسط زیمنس ساخته شدن. و شما به عنوان آدمی که مثلا دکترای نوروساینس داره میتونید برید تو تحقیقات زیمنس کار کنید. از این کارا زیاد میشه کرد ولی خیلی وابسته به اینه که چقدر هم ببین مثلا نوروساینس دکترا گرفتن میتونه خیلی کار فیزیکی باشه، میتونه بره به سمت خیلی بیولوژی. بعد برای هر کدوم از اینا کاری که میتونید پیدا کنید هم متفاوته. و مثلا چه میدونم شما میتونید تاکیدتون روی این باشه که مثلا من نوروساینس خوندم، نتورک خیلی بلدم به نسبت مثلا نوروساینتیست. بعد ممکنه حتی شغلایی پیدا کنید که اصلا هیچ ربط مستقیمی به نوروساینس ندارن ولی خیلی نتورک دارن. خب اینا خیلی دیگه وابسته به شرایط و خودتون. ولی واقعا از نظر شدید حداقل تو اروپا از نظر کاری واسه کامپلکس سیستم خیلی کارهای خوب هست. یکی از سوالاتی که دوستان پرسیدن و سوال خوبی هم هست این هستش که جدا از اینکه در مورد بازار کار و ایناش بگین، اینه که حتما نیاز به داشتن دکترا هست یا مدرک ارشد هم کافیه برای اینکه بتونیم توی یه بازار کار خیلی خوبی پیش بریم و اینا؟ من یه چیزی بگم سینا بگوشم چقدر مقطع دکترا الزامیه؟ من فکر میکنم که در کل اگه نگاه کنی مدرک دکترا ممکنه مضر هم باشه برات، چون یه وقتی رو میذاری. ببین دکترا یعنی حالا تو ایران واقعا دکترا یه چیزه، توی خارج از کشور یه چیز دیگه است، توی اروپا و آمریکا دکترا یه شغله، خیلی شغل پردرآمدی هم نیست، ولی کم درآمد هم نیست ولی خیلی پردرآمد هم نیست و یه دوره یه که شما رو تا یه حد زیادی میخوام بگم محدود میکنه ولی مقید میکنه به اینکه تو فضای آکادمیک بمونی. شاید تو آمریکا باز اینجوری نباشه، من خیلی اون فضا رو نمیدونم، ولی مثلا تو اروپا اینجوری که شما این مدرک رو داشته باشید بعضی شغلا رو مثلا نمیتونی داشته باشی، چون که مثلا میگن شغلایی که مثلا اوور کوالیفای هستی به خاطرش. بعد در صورتی که مثلا با یه ارشد شما برید تو بازار کار
میتونی مثلا شغلای خیلی شغلای داشته باشی که نه که هر شغلی قطعا شغلایی هستن که مثلا یه دیتا استوارد مثلا ساده‌ای بشی، خب شاید خیلی درآمد نداشته باشی، اما کم کم مثلا پیش بری و تو صنعت درآمد بیشتری داشته باشی. برای همین نه من فکر نمی کنم، تو ایرانم من فکر نمی کنم لازم باشه. من خیلی در مورد مثلا اینکه همه شغلای ممکن که تو ایران میتونی داشته باشی نمیدونم، اما مثلا یه تجربه که خودم داشتم و میبینم افراد مشاور خودم این کار رو کردن اینه که دقیقاً کار کامپلکس نمی کنن وقتی خارج میشن از آکادمی، اما کارهایی میکنن که وابسته مهارتایی بوده که تو این مدت کسب کردن، مثلا تحلیل داده میکنن دیگه. مثلا نمیگن بیاد یک مدل نتورک ران کن که نتورک عوض بشه بعد ببینیم تهش چی میشه، قاعدتا یه داده واقعی دارن، مثلا یه شرکت یا یه مثلا نهاد دولتی میاد میگه آقا ما اینا رو داریم میخوایم مرتبش کنیم، یا میخوایم مثلا تو اینا بفهمیم مثلا کی مثلا اختلاس کرده، کی فقیره، کی پول داره، اینجور چیزها که البته کاری خیلی جذابیه، نمیگم جذاب نیست، منظورم اینه که نمیشه گفت کاملا کامپلکسه ولی خب بیرفته نیست. بعد من یه چیز بامزه کار کامپلکسی تری وجود داره. من یه دوست داشتم مهندس کامپیوتر بود رفت سربازی، بعد میگفت که میخواستم به ما دیگه وظیفه اینا بدن، میپرسید آقا تو چی کاره، یکی گفت فلان، گفت به ما رسید گفت چیه درس خونده، گفتم من مهندس کامپیوترم، گفت سخت افزار یا نرم افزار؟ مثلا من همون لحظه که اینو دیدم که طرف اینقدر میفهمه که یه سخت افزار هست یه نرم افزار، خیلی خوشحال شده، نه نه من یه تسک خیلی خوبی بهم میده، گفتم نرم افزار قربا، گفت احسنت برو امیر کارت داره. این دوست من کارش این بود که در اتاق امیر رو باز میکرد، سوار آسانسورش و دکمه آسانسور رو میزد میرفت پایین، من میومد بالا. این تسک این جوک بدیه، ولی میخوام بگم که خیلی از آدمایی که با PhD in science وارد کار میشن در حقیقت داره این کارها رو میکنن. من زیاد میشنم که بخصوصا این استادای درجه دو و سه فیزیک هی چپ میرن راست میرن میگن این فیزیکی ها همشون توی بانک های دنیا هن، این فیزیکی ها دارن فلان، نصف گوگل، قدیما ناسا بود که همه ایرانی بودن توش، الان نصف گوگل همه فیزیک دانه. یعنی بنده خدای سوال کرده آقا اگه همه این کار رو دارید با کد زدن میکنید، پس این کامپیوتر ساینتیست ها و انجینیری ها چه غلطی میکنن؟ سوال واردیه. ببینید شغل یه چیزه، تحصیلات یه چیزه، و عمده رشته های علوم پایه شما رو برای اینکه یه شغلی رو پیدا کنید نمیسازن. برای همین شما مثلا با پی اچ دی این نوروساینس میری زیمنس، میگه خب الان وایس این گوشه سه ماه دوره ببین بعد برو، و بعدم شاید واقعا این اونقدر هم که شما تو ذهنتون هست ریسرچ شبیه ریسرچ دانشگاهی نیست، یه مسئله خیلی خاصی که باید دنبال بشه. و اینجوری هم نیست که فقط اگر نوروساینتیست بودید اونو بهتون بدن، اگر شما مثلا شاید پی اچ دی این استاتستیک هم داشتیدن بهتون میدادن. آقای کریمی من یه کامنتی دارم روی این و همچنین یه کامنت روی چیزی که آقای سجادی گفت. یه نکته خیلی جدی که وجود داره اینه که جنس شغلی که به آدم پی اچ دی میدن و جنس شغلی که به آدم ارشد یا کارشناسی میدن معمولا متفاوته. درسته که شما ممکنه از اون چیزی که دقیقاً تو دکترا خوندین استفاده نکنید، ولی معمولا شغل‌های آرندی به آدم‌های پی اچ دی داده میشن، به خاطر اینکه پی اچ دی به خصوص توی سیستم مثلا اروپا تعریف شده به عنوان یک فازی که شما وارد انجام یک تحقیق مستقل میشین و شما به عنوان یک پژوهشگر مستقل توانایی اینو دارین که یک پروژه تحقیقاتی رو به سرانجام برسونید. اینی که شما میگی مثلا وارد دکمه بزنی فلان اینا، این ممکنه که از بیرون حتی اینجوری به نظر، این حالا به نظر من واقعا مثال چیزی نیست، یعنی حالا چیزش قسمت این که ممکنه یه شغلی بگیری خیلی بی ربط باشه درسته، ولی از یه نظرایی اون چیزی که آقای سجادی گفت دقیق تره، اینجوریه که شما یه مهارت هایی در این مسیر یاد میگیرین که به دردتون میاد. یعنی همین رو میگم دقیقا، مهارت در حد دکمه فشار دادن نیست. دکترا خوندن، ببینید دکترا من خیلی صریح میگم خیلی درد داره، و اگر قرار باشه شما من دکترام تموم بشه میشم نزدیک به 30 ساله، افتادگی گردن دارم، اضافه وزن دارم و یه عالم درد و بلا، الان ما میخوام برم کار کنم. ببین سوال اینه آیا با این همه هزینه اون کاری که میکنم میارزه یا نه؟ این سوال جدیه. بله گاهی وقتا شما شانس میارید، خیلی وقتا شما توی آرندی ها استخدام میشید به این دلیل که
شما توی دانشگاه پوستت کنده شده. ببینید دکترا، لیسانس یعنی شما یاد بگیرید که فیزیک چیه، دکترا یعنی یاد بگیرید که مستقل بشید. بعد چون هیچ شرکتی نمیخواد هزینه اونو بده، اینا انداختن گردن آکادمیا، یه بنیادی ساختن به اسم دانشگاه که به زور آدم ها رو ول میکنه. و این جوری که ما تو اسمانشن رو یاد میگرفتیم، ما رو میداختن وسط رودخونه، گفتیم چیکار کنیم، گفتن دست و پا بزن. من وقتی اومدم تهران دیدم که اینجا مردم برن کلاس شنا به این میگن دو چرخه، دانشگاه با شما این کارو میکنه، با یه فشار زیادی به شما یاد میده که چطوری مستقل بتونید یه مسئله رو حل کنید. واسه همین اون شرکت اینو از شما میخواد، نه اینکه نمیدونم یه فیلد ایکو. یه جایی اصلا خیلی خاصن، مثلا یه جایی مثل آی بی ام، یه جای خاصی از گوگل، از هاروارد و ام‌آی‌تی هم یه سری مسئله جلوتر، کاری با اون نداره. اما عمومش همونطور که الان میبینی نصف بچه های شریف دارن این استارتاپ هایی که آزادی و از ایرانی ها میگیرن و دارن راه میندازن و اداره میکنن بدون هیچ تعارفی. خب همه این چیزایی که اینجا ما رو گرفته رو فارغ التحصیل علوم پایه شریف و تهران و این ور اون ور میشینن دور هم هی استارتاپ میکنن جلوی آزادی ما رو میگیرن. این طرف دنیا هم همینه، تعارفی نداره این مسئله. اما حواستونم باشه شغل دانشگاهی کماکان به همون کیفیت قبله. یعنی انتظار کسایی که میخوان استاد بشن زیاد فرق یه ذره بهتره، خصوصا مثلا توی این فیلد های مثل نوروساینس و مسائل زیستی که پول بیشتری توش ریخته میشه قاعدتا پوزیشن استادی بیشتره. اما مثلا اگه کسی فکر میکنه که من دکترا گرفتم استاد میشم، نه، عرف الان اینجوره که شما دو سه تا پست داک میری، بعد یه جایی حالا اگر شانست گویا لکچرر میشی یا مثلا از این استادای موقت میشی یا ریسرچر میشی. اصلا چیز شسته رفته نیست شغل دانشگاهی. این توی ایران و خارج زیاد فرق نمیکنه، با این تفاوت که توی ایران هیچ دکترای دردی رو دوا نمیکنه از اساس. حالا اینجا یه ذره بحثش فرق میکنه، اما با این حساب خیلی شغل. ببینید من به عنوان ایرانی اگه تو ایران دکترا میخوندم زندگیم نابود میشد، چون توی 25 سالگی باید میرفتم یه جای کار میکردم پول در میآورد. اینجا الان به من یه حقوقی میدن که من یه سقف بالا سر دارم، غذای گرم میخورم، گاهی وقتا هم قهوه. اینو من توی ایران نداشتم. اما این دلیل نمیشه که شما منو مقایسه کنی با یه فنلاندی که اینجا داره زندگی میکنه. اون لیسانسش که تمام شد یک عالم شرکتی هست که بره توش کار کنه، کار درست حسابی برای شما انگری برز درست کنه، کلش آف کلنز درست کنه، از این چیزا. واسه اینه که چیزی که خیلی مهمه باید بهش فکر کنید، خصوصا اونه که فیزیک میخونن. کسی که میاد فیزیک باید از روز اول بدونه که من قرار نیست یه عالم پول در بیارم. به طور متوسط این باید تو ذهنش باشه. حالا اگه میخوام پس پول در بیارم برم راهشو پیدا کنم. اگر دنبال اینید که زندگی خیلی مرفه و پولدار و اینایی داشته باشید، راهش اصلا از دانشگاه نمیگذره. توی کتاب فرمول باراباشی یه مثال خیلی جالبی میزنه، میگه که بذارید اصلا بپرس بریم کسی میدونی هم. بیشترین حقوقی که یه استاد دانشگاه تو کل دنیا داره میگیره چند برابره اوریج حقوق استاد دانشگاه هاست؟ حدس بزنید چند نر بزرگتر از نظر ارزشی میگین یا از نظر مثلا اگر متوسط حقوق آلمانی در اصلا فرض اینجوریه که آن اوریج حقوق خالصی که میگیرم مثلا 5000 یوروه، بعد اون آدم که از همه بیشتر داره میگیره مثلا چند برابر. این داستان خیلی معروف وجود داره راجع به حضرت واینبرگ که ایشون زمانی که میخواست بره تگزاس گفت من به شرط میام توی این دانشگاه که شما 10 برابره، نه شرطشم که اندازه نمیدونم مربی فوتبال دانشگاه من حقوق بدید، که بعد بارا باشیم که این حقوق 10 برابره اوریج حقوق یه استاده. خواهم بهتون بگم شما دیگه واینبرگ باشید، که واینبرگ میدونید بعد از خدا دومه، یعنی اینجوری که دیگه از واینبرگ کسی بزرگتر نمیتونه بشه تا جایی که من میفهمم. یعنی دیگه واینبرگ باشید تو سیستم دانشگاهی نهایتاً 10 برابر متوسط میتونید پول در بیارید. اما اونایی که سمت کارهای دیتا ساینس هستن، خصوصا مثل آمریکا، بعضیشون خیلی خوب پول در میارن.
بعد خیلی از اونایی که دارم واقعا خوب پول در میارم پی اچ دی ندارم، من دیدم. و اما یک عالم ترینینگ خیلی جدی مثلا توی اون کمپانی ها داشتم، خیلی هاشون شما میشناسید، خیلی از این بچه های المپیادی شریف که بعد از لیسانس رفتن و یه جاهای عضو شدن میتونید رد پاشون رو دنبال کنید که حتی بدون دکترا هم موفق شد. همه حرف من اینه که شغل، پول، آسایش و علاقه اینا اصلا هیچ چیزای توی یه خطی نیسته. برای هر کی خودش واسه خودش دیگه، عاشق آکادمی یا ببخشید یه خود دیلی داره، من بعضا شروع میکنم صحبت کنم بعد همزمان میشنم شما صحبت کنم، معذرت میخوام. این یه خورده من بذاریم مخالفت کنم. الان نتیجه گیری عباس یه خورده چیز بود با یه قسمتی از هر گفت شما اومدین فیزیک دیگه باید در نظر بگیرین که قرار نیست خیلی پول در بیارین اینا، بعدم گفتش که پول و مثلا آرامش فلان و اینا خیلی چیز نیست. من احساس میکنم که نه ربط داره، مثلا اینجوری که احتمال میاد پایین تر نسبت به احتمالا مثلا کسی که یه چیزای خاص دیگه ای بخونه، ولی با این حال اینجوریه که استادهای دانشگاهی هم هستن که فعالیت های جانبی خیلی پولزایی دارن یا پروژه هایی جذب میکنن، یعنی حقوق پایشون ممکنه خیلی بالا نباشه ولی پروژه هایی جذب میکنن که خیلی حقوقشون رو بالا میبره. حتی مثلا پروژه‌های امنیتی مثلا طرف میگیره که یا حقوقش رو چندین برابر میکنه، یا پروژه‌های مثلا تحقیقی اونا جریان اصلی نیستن دیگه. نه ولی منظورم اینه که مثلا اونم میتونه پیورلی طرف فیزیک کار کنه ولی درآمد خیلی مثلا آنچنانی داشته باشه. این نمیشه این چیزه، یعنی پس ذهن طرف به عنوان یک فیزیسیست باید باشه که ممکنه که مفلس بمونه و راهی رو انتخاب کرده که مفلس میمونه. این خیلی چیز نیست، گیون نیست. نخب ببینید شما بعد این استاد دانشگاه تهرانی که فیزیک هسته‌ای درس میده با اونی که تو نیروگاه برای نیروگاه داره کار میکنه، این جفتشون اسمشون فیزیکدانه ولی ارگانیزیشنشون فرق داره، خصوصا توی آمریکا. ببینید آمریکا از اونجایی که شیطان بزرگه است اینجوریه که یه ارتش خیلی گندهی داره که تمام پولو میرزن توی ارتش که این خوب پیش بره. برای همین عمده پروژه دانشگاهی به طور غیر مستقیم تعریف شدن که یه چیزی توی ارتش بره جلو. به همین خاطر یه دفعه پولای قلمبه میاد میدن دست یه آدمی، بعد اینو میگن این اروپا خیلی سیستمش فرق داره توی خرج و مخارج پول. توی آمریکا مثلا بعضی وقتا اصلا تابسون حقوق نمیگیرن، میگن از گرانت استفاده کن، یعنی اون پروژه‌ای که میری این طرف اون طرف میگیری. فنلاند مثلا به طور خاص توی کشور بقیه خیلی از این سیستم فاصله داره، چون فنلاند سیستم عجیب و غریب دولتی و همه با هم برابر و اینطوری باشیم. اما خب ببینید میگم شما نباید خودتون رو با اون اکستریم های خارج از دانشگاه، من نمیگم کسی که بیرون از دانشگاه رو، نه من دارم میگم کسی که رسما کار دانشگاه متداول میکنه، وگرنه چه میدونم الان مثلا احتمالاً نیما ارکانی چندین برابر حقوق داره میگیره نسبت به پارتیکل فیزیسیست تو همون سطح، ولی مثلا کسی که واسه چین کار نمیکنه اینور کار نمیکنه اونور کار نمیکنه. اونا به نظر میذاره اکستریمه. و اینم که به نظرم خوبه آدم ها بدونن که خیلی از کسایی که دارن تو دانشگاه کار میکنن کارشون از لحاظ اخلاقی زیاد جالب نیست. اینم چیز بدی نیست که آدم ها بهش فکر کنن، خصوصا اونایی که تو شریفه. کسی که عمده آدم ها که توی دانشگاه خاصی توی آمریکا کار میکنن کارشون اخلاقی نیست، حداقل دستاورداشون که اخلاقی نیست. حالا خلاصه نرین تو سروش و اینجور چیزا، منظور عباسینه. خب در کل منم فکر می‌کنم در کل با جفتتون یه جور موافقم. تو کار دانشگاهی مثلا خیلی پولدار نمیشی ولی خب وضعیت اونجور بدی هم نخواهی داشت اگه بتونی شغل ثابت پیدا کنی. یه مشکل آکادمی در حال حاضر شاید اینه که شغل ثابت نمیتونی پیدا کنی و مثلا 40 ساله ای و مثلا حالا دو تا بچه داری شاید تو اون سن دیگه اگه بخوای داشته باشی، ولی هنوز نمیدونی که مثلا 5 سال بعد کجایی، تو کدوم کشوری یا حتی تو کدوم قاره ای. و خب بالاخره از لحاظ اجتماعی آدمو اذیت میکنه دیگه، به هر حال آدم دوست داره یه محیطی داشته باشه، دوستایی داشته باشه، یه بار مهاجرت بکنه، ولی خب به هر حال این مسئله هست. حالا این مسئله خیلی کلیه، شغل دانشگاهی میشه جدا راجبش حرف زد، چون اگر شما فیزیک هم بخونید یا ریاضی بخونید در نهایتش در به درید. خب
اروپاییاش در به درن، چه برسه ما ایرانی ها که کلا از بچگی باید تمرین کنیم برای در به در شدن. یعنی شما دکتراتو اینجا میگیری، پستاک میری یه جای دیگه، بعد دوباره پستاک بعدی میری یه جای دیگه، بعد مثلا یه جای 5 سال میری استخدام میشی، بعد خیلی بعیده که اصلا درستش هم نیست که یعنی شما یه جای بمونید، چون علم توی همین جا به جایی هست دیگه. من یه چیزی هم بگم، اگر واقعا این به نظرم بد نیست به عنوان یه ایرانی بهش فکر کنه، اگر میخواید پول در بیارید از حالا سعی کنید مهارت‌های مختلفو یاد بگیرید. پول در آوردن معمولا با کلا تو زندگی این چیز خوبیه، مهارت مختلف، یعنی هم درست حرف زدن رو یاد بگیرید، هم هر چیز جانبی که خوب کمک میکنه. من کماکان یه عالم دانش دکترا میشناسم اینا بلد نیستن یه پرزنتیشن ساده درست کنه، از این چیزا شروع میشه تا چیزای جدی‌تر. خب یعنی الان هر کسی اینجا انگلیسیش هنوز خوب نیست، بدون این دو روز یه کار دستش میده. هر کسی اگر مثلا داره برنامه‌نویسی رو یاد میگیره، به اینم نگاه کنه که برنامه‌نویس میتونه پولی براش بیاره، پس یه ذره جامع‌تر یادش بگیره. خب مثلا بتونید با آدمای دیگه حرف بزنید. خیلی از فیزیکی‌ها و علوم پایه‌ای هستن خارج از خودشون آدم حساب نمی‌کنن. این ما چون بین رشته‌ای هستیم قشنگ اینو داریم. ما نه در قربت دلم شاد و نه روی در وطن داره. فیزیکی‌ها که میگن اینا که مش دکمه می‌زنن فیزیکی نیستن. کامپیوتری ها میگن که اینا که فیزیکی ان. چرت و پرت میگن. بعد مثلا یه کار جامعه شناسی انجام میدیم که دیگه علوم انسانی که قشنگ ما رو مورد عنایت قرار میدن، میگن که شما اصلا گزاره‌های علوم انسانی رو متوجه نمی‌شید. اون شرایط اینجور کارها اینه که چون روی اخلاقتون کار کنید، روی مهارتتون کار کنید. حالا من شخصا اینا رو که میگم، نه که خودم رو همشون کار کردم، خیلی معروفم به اینکه زیاد خوش اخلاقم نیستن، اما پول در آوردن یعنی بتونید این کارو بکنید، یا یعنی اینکه خیلی مهارت خاص داشته باشید، یه جای خاصی بخونتون دیگه، اون یه بحث دیگه ای. خب اگر موافق باشین من آخرین سوال مهمم بپرسم، بعدش اگر شما همچنان میتونید ادامه بدین نیم ساعت وقت جلسه رو تمدید بکنیم، بچه‌ای که سوال اگر دارن بپرسن و دیگه تموم کنیم. سوال آخر اینه که وضعیت دپارتمان‌های غیر فیزیکی چگونه است؟ آیا این دپارتمان‌ها به گونه‌ای هست که برای کار ما مناسب باشه و ما رو قبول بکنن؟ ببینید توی دکترا موضوع مهمه. خب مثلا من الان دپارتمان کامپیوتر ساینس هم، چون اینجا یه آدمی هست که این کار رو میکنه. یه موقع نه، من چون یه چیز طولانی دارم در اپلای کردن، تقریبا میتونم بهتون بگم که توی تمام دانشکده جا براتون هست. اما اصلا سوالی نیست که دانشکده، سوال گروهه. گاهی وقتا کاری که من کاری که توی ارشد میکردم و گروه های مشابهی که انجام میدادن و خیلی بهتر مثلا این مسیر رو رفته بودن، یه سرشون کامپیوتر ساینتیست بودن، یه سرشون بیولوژیست بودن. اینجوری نباید نگاه کنید، باید ببینید که کجا میتونید برید، یعنی کجا برای شما جا هست. خب اصلا اینجوری نیست که بگی اینا فیزیکن اونا اینا. الان توی ایران اینقدر این تمایز و شارپه، این بیرون از ایران دیگه اونقدر جدی نیست توی پی اچ دی. حالا خانم چی میشه؟ ما الان توی چی حساب میشید رسما؟ یعنی صبح تا شب آدمایی که دور آورتونن رو پوش سفید که نپوشیدن دیگه، مدیکال اسکولید. من دوست دارم مفصل به این سوال جواب بدم و بله خیلی وقت آدم هایی دور آورم رو پوش سفید پوشیدن. ولی فکر کنم سینا هم جوابشو بده، چون من واقعا یه خود تغییرم رادیکال بوده. آره من خیلی کوتاه بگم که موافقم، خیلی ربطی نداره. این بیشتر بستگی داره که مثلا اون گروه و استاد خودشونو کجای کار تعریف بکنن. حالا همون بحثی که کردیم گرایش های مثلا کامپلکس چیه، توی کامپلکس بستگی داره که شما برای کی دارید اپلای میکنی، اون آدم چی کار کرده، با کیا اون کار رو کرده. و اگه مثلا بعضی وقتا مثلا میبینید که طرف نوشته که برای نتورک ساینس مثلا کسی رو میخوایم، اما در عمل میبینید منظورش مثلا کاراشو میبینید نگاه میکنید همش کاراش ریاضیه و با افرادی هم که کار کرده همشون ریاضی بودن. یا مثلا حتی بعضی وقتا این مسئله پیش میاد، مثلا کامپلکسیتی مثلا کامپیوتیشن که مثلا علوم رایانه یا دارن مرتبه محاسباتی و اینا خب مثلا واقعا ربطی نداره و شما رو نمیگیرن احتمالا. ولی خب اگه واقعا کامپلکس سیستمز باشه بهتون فکر میکنه حتما. و از اون مهمتر، حتی اگه شما فکر کنید بهتون ربط مستقیم نداره، مسئله نیست، شما میتونید وارد مکاتبه بشید، نگران این مسئله نباشید.
ولی طبق هر تغییر عادتی کلن جا به جایی سختن که من درکش کردم، ولی فکر کنم بیشتر از من خانم چینچی یاد درک کرده، چون من حتی اقل دور رو برم بوی آمپول نمیاد. خب حالا من بگم که به نظرم تا وقتی این تغییر خیلی رادیکال نیست خیلی مهم نیست، یعنی فقط میشه استاد. ولی وقتی این تغییر مثلا یه چیزی شبیه این باشه که شما بریم وارد دپارتمان پزشکی بشین، یه چیزی که وجود داره اینه که فرهنگ دانشکده ها به شدت با هم متفاوتن. یعنی علوم بیولوژیکی به شدت همه تقریبا همه وابسته هاشون به شدت روحیه آدم ها توش فرق داره و به نظر من از نظر اخلاقی شدیداً داغونن به نسبت دانشکده های علوم پایه یا دانشگاه های مهندسی. یعنی مثلا رقابت، چون پولای گنده تری هم توشون هست، رقابت های کثیف تری توشون هست، زیرآبزنی های بیشتری توشون هست. من یادمه که حتی توی خود ایرانم، من برادرم یه استادی داشت که چیز بود، یه برادرم پزشکه، یه استادی دانشگاه پزشکی داشت، بعد این استاد همسرش توی مثلا شریف استاد بود. بعد اینجوری بود که این دوتاشون که با هم صحبت میکردن کاملا تفاوت رو میدیدی. مثلا تو اون دانشکده پزشکی این مدلی بود که زیرابزنی در حد بنز همه دنبال این بودن که رئیس بشن. بعد مثلا تو اون دانشکده در شریف که اون مثلا همسر اون استاده بود، مثلا همه دنبال این بودن که رئیس نشن چون کارش اضافه بود، مثلا خیلی حقوقش دقیق نمیکرد ولی بعد یه عالمه کاغذبازی میکرد طرف. بعد مثلا جوری بودن که هر از چنگای دیگه اینجوری بودن که تو مثلا این همه سال تو دانشکده باید یه دور رئیس بشی مثلا. خب الان مثلا تنوع رؤسای دانشکده فیزیک هم نگاه کنید یه مقدار متوجه میشین دیگه، تقریبا مثلا حالا جوانان اول اینا که سنشون بالاتره تمام همشون یه دور رئیس دانشکده شدن. یعنی اینجوریه که مثلا بعضا آدم ها اینجوری هم دیگه جونه هر کی دوست داری بیا رئیس شو. و نمیخوام بگم مثلا این خیلی چیز والاییه، ولی از اون ور مثلا در عمل خیلی تفاوتو میفهمی. یعنی اینجوریه که این روحیه مثلا رقابتی آدما، این که مثلا به هر قیمتی میخوان گرانتو بگیرن یا مثلا به هر قیمتی میخوان چیز کنن، واقعا از نظر من آزاردهنده است. بعد من الان مثلا اینجوریه که بین دانشکده های ریاضی فیزیک و علوم پزشکی کار میکنم و واقعا روحیات آدم ها تو دانشکده ریاضی فیزیک خیلی نزدیکه به اون چیزی که من تجربه کردم. و این و بعد یه بار دیگه مثلا داشتم با یه دوستی صحبت میکردم که داره کانادا یه کار خیلی شبیه من میکنه دانشکده پزشکی، و اونم دقیقاً اینجوری، آره منم دقیقاً کرد. یعنی اینجوری که به نظر میاد که مثلا ایران، اروپا، کانادا، همه جا این مسئله وجود داره که مثلا هرچی به پول و مثلا چیزای پاپولارتر نزدیکتر میشن آدما، مثلا رقابته خورده بدتر و چیزتر میشه. برای همین من توصیه‌ای که میکنم اینه که اگه مثلا میخواین دانشکده های خیلی رادیکال متفاوتی برین، شاید قبلش مثلا یه پروژه چیزی بگیرین معقول باشه. یعنی قبلش یه خورده با اون روحیات آشنا باشین یا مثلا یه خورده با آدم‌هاشون بیشتر صحبت کنین. و اینکه به نظر من اینکه استاد اصلیتون آدمی باشه که فیزیک خونده باشه یا ریاضی خونده باشه یا فیلد خیلی نزدیک خونده باشه واقعا کمک میکنه، به خاطر اینکه اون آدم از اینکه چی جدیه چی تخیلیه یه خورده بیشتر اطلاعات داره نسبت به سینا افتاده بیرون، نسبت به یه آدمی که مثلا یه رشته کام. مثلا چه میدونم، شما ممکنه با یه اکونومیست بخواین یه پروژه بزنی، اون اکونومیست اگه بک‌گراند مثلا فیزیک ریاضی داشته باشه، مراتب شما میتونید کار راحت تری باهاش، کلابریشن راحت تری باهاش داشته باشین نسبت به آدمی که از پایه مثلا اکونومی خونده. یا با مثلا پزشکی که کلن تو پزشکی بوده خیلی شما سخت میتونید ارتباط برقرار کنید نسبت به کسی که مثلا هستن از این موارد که طرف دکترای فیزیک داره بعد رفته پزشکی هم خونده. اون آدم رو شما خیلی راحت تر میتونید باهاش کنار بیاین، هم از نظر فهمه هم از نظر اینکه حالا دانشکده ها واقعا به نظر من از نظر روحیات متفاوتن و بستگی به حساسیتتون، به خصوص مثلا اگه احساس کنید که نه این کاری که دارن میکنن غیر اخلاقیه، این کاری که دارن میکنن بده فلان اینا، اونجوری مچاله میشین. چون قشنگ اینجوریه که هی میبینید این کار غیر اخلاقیه، اونم غیر اخلاقیه، اونم غیر اخلاقیه، بعد اصلا واقعا آدم زده میشه. من یک چیزی بگم، من بارها این مثال رو میزنم که رابطه استاد و شاگرد بسیار شبیه به رابطه شوهر کردن تو فرهنگ ایرانی. خب این ابعادش خیلی گسترده، ولی یه بعدش براتون بشکافم. و
وقتی شما همه دیگه رفتن و تو و استادت داری حرف میزنی و جفتتون از بک‌گراند یکسانی نمیاید، اصلا یه فاجعه هایی رخ میده که نه تو میفهمی اون چی میگه نه برعکسش. اما اگه جفتتون همزبون باشید تو چرت و پرت میگی، اون قشنگ میفهمه تو داری چی میگی، یعنی حتی یه چیزی خیلی غیر فرمال داری راجبش حرف میزنی آدم میفهمه. اما اگر بک‌گراندتون یکی نباشه قشنگ میدونه که این ترکی حرف میزنه اون فارسی حرف میزنه و خیلی سخته و خیلی مهارت میخواد که آدم توی این محیط سروایو کنه. مثلا من این اتاق کارم رو نشون بدم بهتون، ببینید یه مش کامپیوتر ریخته و در نهایت یه وایت بورد. خب ما دانشگاه کامپیوتر، هیچ تخت سیاه اینجا توی این دانشگاه کوفت وجود نداره، من از وایت بورد متنفرم و اینجا وقتی بهشون میگی تخت سیاه قشنگ اینجوری بهت نگاه میکنن که میگم از دوره قاجار اومده. بعد تخت سیاه واسه چی؟ یعنی حتی این ترانزیشن اینقدر کوچیکی که از فیزیک به تو کامپیوتر ساینس همه چیز فرق میکنه، یعنی اصلا جو گفتناشون فرق میکنه. بعد یه چیز خیلی بدی که هست اینه که اینجا آدما یه چیزایش توشون خیلی خوبن که توشون خیلی بدی و تو توی چیزای خیلی خوبی که اصلا اینجا مهم نیست. این چیزا هم اذیت میکنه. توی سیستم پیچیده باید آدم ها یاد بگیرن که این چیزا رو رها کنند. یعنی گاهی وقتا شما میری یه جای کنفرانس میدی، مثلا میگی یه تاک میدی فکر کنیم خیلی بلدی. بعد دفعه یکی مثلا از ته جمع بلند میشه میگه آقا مثلا من 10 سال روی مسئله دارم کار میکنم. میگم مثلا هر ترانزیشن دیگه سخته. اصلا فکر نکنید که آسونه، خیلی زحمت داره. الان من اینجا درس میگیرم با این کامپیوتریا، بعد اینا از لیسانس سه تا درس خوندن که اینو دارم میگیرن، من نگرفتم میرم اینجا. من یه مثالی بزنم از این چیزی که میگین، یه چیز خیلی یه ساده ای مثلا همه بلدن، یه چیزایی همه بلدن شما بلد نیستی اینا. من یادمه که دفعه اول یه بار استادم گفتش که مثلا این دوتا رو با هم مقایسه کردی پی ولیو چقدره، جوی بودم آن جانم پی ولیو چیه؟ مثلا سال اول جوی بودم که خب پی ولیو ما حساب نمی کنیم، این دوتا مثلا در دیستریبیوشن های مختلف میام، ولی من پی ولیو چی هست؟ بعد اینجوری بود که پی ولیو نمیدونی چیه؟ بی سواد. خیلی خیلی من احساس کردم یه چیزی باید باشه که خیلی همه میدونن. بعد اینجوری بود که یه جلسه داشتم فرداش با استاد فیزیک و استاد ریاضی، بعد به جلسه که شروع شد گفتم که خب شما میدونید پی ولیو چیه؟ بعد داداشون گفتن نه. بعد من جیدم آخیش نیاز به گزارش پی ولیو نداشته، ولی خب اینجا خیلی آره نه، ولی میخوام بگم همین چیز مثلا چیز خیلی ساده بعد هم ممکنه خیلی زایه به نظر بیاد. مثلا بعضی وقتا من فقط برای که خودم احساس کنم من انقدر آدم زایه نیستم میرم از اون استاده اونورم میپرسم مثلا فلان چیز میدونی چیه، میخوام ببینم من خیلی زایه بودم یا کلا مثلا طبیعیه. بعد واقعا مثلا این حس گاهی به آدم دست میده که من چقدر مثلا بی سوادم، چرا من اینو همه میدونن من نمیدونم. خلاصا یه کسی میخواد دکترا بیاد این طرفا، راهش این نیست که بره بر اساس دانشکده سرچ کنه، شاید گوگل اسکالر رو باز کنه. مثلا اگه دوست داره نتورک ساینس بخونه گوگل اسکالر رو باز میکنه، مثلا صفحه منو که باز میکنی نشسته مثلا نتورک ساینس کریتیکال فلومنا فلان، از روی هرکنون از این فلانه که شما کلیک کنید لیست آدم ها که تو این فیلد دارن کار میکنن رو میاره. موقع شما بهتره که بر اساس این لیست ها انتخاب کنید، یعنی مجلس نیست که لیستی انتخاب میکنید ضرر داره، لیست های خوبی هست اینا. بعد مثلا میبینید که آدم ها توی کشورهای مختلف توی گروه های مختلف هست، از روی اون میتونید اینا بهتر درک کنید. حتی یه چیزی هم که من بگم خوبه اینه که احتمال 99.9% همتون دارید به اپلای کردن فکر میکنید. وقتی دارید یه آدمی رو میبینید توی سیستم پیچیده همیشه ببینید از اول روی چه موضوعاتی کار کرده، بعد اومده روی چه موضوعاتی، این بهتون قشنگ خط فکری آدم رو نشون میده. مثلا قشنگ این طرف داشته چندان روی CMB کار میکرده، بعد الان داره مثلا این طرف فلان ماده چگالی بوده داره میده کار میکنه. من یه چیزی که خیلی همیشه خوشم میاد وقتی شما دارید پید بحرانی میخونید، یه طیف وجود داره، یه سرش اینور آدمای خیلی فیزیکی ان که رسما میشینن فیلد تئوری مینویسن و رنورمالایزیشن گروپه، یه سر این طرف هم که اصلا ملت اصلا هیچ چیزی نمیفهمن. ما توی فیزیک درسی رو پاس میکنن به اسم پدیده‌های بحرانی در فیزیک که تا دو هفته حرف میزنن که فیس ترانزیشن چیه، چه ویژگی ریاضی داره، علاوه تحلیلی تابع چه جوریه، فلان بیس فرق فیس ترانزیشن با کراس اوور چیه.
بعد مثلا اینجا یه دفعه طرف میگه خب این که فیس ترانزیشن اون میره و تو هی نگاه میکنی میبینی نه ریاضی پشتش داره. اینی هم که حالا خانم ایشون چی میگه پی ولیو برعکسش هم هست. یعنی من اینجا یه بار یه سمیناری رفتم طرف ته خفن بودن ریاضیش این بود که ما غیر از واریانس اسکوینس هم نگاه کردیم. بعد من هر جایی نگاه میکردم بعد همش بعد سوال میکردن مردم مثلا این تعبیرش چیه، بعد من مخیرا نگاه میکردم. خلاصه بعد از مدت های فرصتی بود که اون عقده ها و تحقیرهایی که شده بودم و خیلی ریسپاند کردم. یعنی چی مهاجرت گرایشی از سیستم پیچیده به گرایش های دیگه هم به چشمتون خورده؟ محسن فکر کنم یعنی این که بری گرایش دیگه خیلی سیستم پیچیده شروع نیست، معمولا انتهاست. کسی از سیستم پیچیده شروع نمی کنه. من ندیدم راستش، ولی آقا یه دلیلش هم اینه که دیدم برای سمت تحلیل داده، کار با داده و مثلا حالا زیر مجموعه است مثلا ماشین لرنینگ و اینا، این زیاده. مخصوصا مثلا بخوام مثال بزنم، نه اینکه بخوام بگم یه روال کلیه، مثلا نمیدونم تیمای فوتبال هستن مثلا یه عده، من خودم اصلا اهل فوتبال نیستم ولی مثلا یه عده همیشه طرفدار تیم مثلا فلان هست رئال مادرید هست، بعد یه عده چون الان قهرمان میشه طرفدارشن، بعد مثلا اپیدمی همچین حالتی داره، بعد الان همه دوست دارن هر چیزی دارن مثلا تو اپیدمی استفاده بکنن، برای همین یه عده زیادی که مثلا از قبل این کار رو نمی‌کردن، مدل سازی نمی‌کردن، الان خیلی دارن مثلا تو اپیدمی. نیایش عزیز این کار رو کرد دیگه، از اون طرف کیهان شناسی یه دفعه اومد یه پیپری داد روی اپیدمی. آره آدم های مختلفی هستن، ولی آره من بیشتر اینو دیدم. یه دلیلش هم من فکر میکنم خیلی حرفم حتی کلیه، مثلا ببین الان ذرات بنیادی مثلا خیلی تو شغل پیدا نمیشه دیگه، همون یه مقدار شغلی هم که مثلا برای کامپلکسی ها هست تو اون نیست، برای همین معمولا آدم سنش هم میره بالا بیشتر دنبال اینجور چیزای قم نان و اینجور چیزا میفته، خیلی برعکسه که مثلا آدم یه تو 40 سالگی بگه آها من برم مثلا ریاضی محض بخونم، الان من که مثلا جراح مغزم برم اون کارو بکنم، معمولا برعکسه. ولی خب فکر کنم بالاخره حتما وجود داره. من به آقای مهرانی میکروفون دادم اگر میتونن این سوالشون رو بپرسن. آقای مهرانی چون که از بچه‌های شریف بود بهشون میکروفون دادید، بعد مثلا یکی دیگه تقاضای میکروفون داده بود بهش ندادید، چجوریه؟ فردا نگن تو برنامه ما تبعیض قائل میشیم یا ما وصلیم ما. نمیدونم اگر نوبت من که نیست میخواید من وای میستم. بگو محسن بگو دیگه اومدی. خیلی ناراحتم کردی. خب اول سلام بکنم به خدمت همه، خیلی ممنون که اومدین و خیلی استفاده کردیم. سوال من تقریبا سینا جواب داد، به خاطر همین سو استفاده میخوام بکنم از این میکروفون و سوال دومم بپرسم. عباس یه جمله گفتی من میخواستم هم رو بپرسم در مورد سینکرونیزیشن. گفتی که من فکر کنم ارشد بودم و دوست داشتم که روی یه موضوعی به نام همگامی کار بکنم و استادم روی این کار نمیکرد. خب شاید خیلی شایع باشه که اون اینترستی که در واقع همین الان داریم تو این بازی زمانی داریم با استادمون خیلی فرق کنه. خب این به عنوان یک مسئله هست واقعا. خیلی ساده و خاکی میخوام بپرسم که با این مسئله چجوری کنار میایم و چجوری حلش میکنین، و سوال 1.1 هم در واقع 1.1 هم یک نقطه یک هم اینه که به نظرتون برای بالا رفتن از نردبان بیشتر روابط مهمن یا موضوع پروژه تون؟ 1.2 نداری؟ نه 2.1. خب ببین اگر راجبه دکترا بپرسی که شما این دکترا وقتی میرید با کسی کار کنید خارج، کسی که قراربتون پول بده، این شما نیستید که تعیین میکنه من رو چی میخوام کار کنه، معمولا اونان که تعیین میکنن. حالا میتونه یه ذره دستتو باز بذاره، مثلا میگه بین این پروژه ها کدوم رو دوست داری. هیچ موقع اینجور ازت نمیپرسن که خب عزیزم چی دوست داری کار کنی بریم رو اون کار کنی. برای همین اگر توی دکترای مسئله باشه که خب شما رسما انتخاب تو با
انتخاب پوزیشن انجام میدی. یعنی مثلا من اینجا اپلای میکنم، خب حالا اگه گرفتنت که میری کار میکنی، نگرفتنت میری یه جایی که کمتر دوست داری کار کنی. چون من گاهی وقتا یه جایی اپلای کرده بودم که اگه میرفتم واقعا ممکن بود الان رگمو زده بودم، چون واقعا موضوع اونقدر دوست نداشتم و الان میفهم که چقدر من اون چیزا رو دوست ندارم. توی ایران یه ذره جنبه فرق میکنه، چون توی ایران هیچ کسی به کسی جواب نمیده. یعنی یه آزادی عملی استادای ایرانی دارن راستش که خارجی ها ندارن، چون خارجی ها با پول طرفن، ایران همجوری پایلتی، کسی به کسی پول نمیده که توقع داشته باشه. از اونورم دانشجو هم که حقوق نمیگیره که بخواد. ایران کلا یه چیز عجیب غریبیه. من توصیه‌ام به طور خاص همینه که تو ایران دکترا نخونید کلا، به هر کاری میکنه دکترا نخونه، چون هیچ چیز تهش نیست. راجع به سوال دومم که خب همه جواب میدونن، رابطه است که آدمو به جاهای بالا میرسونه. این خیلی سوال تریویالیه، ولی این لزوما حرف بدی نیست. ببین من چیز بگم راجع به پذیرش گرفتن به معنی چیز ساده. ما ایرانی‌ها رو هیچ کسی نمیشناسه. عموم دنیا هم زیاد از خاورمیانه خاطره خوبی نداره. استادایی هم که ماها داریم اونقدر سرشناس و پر از ارتباط نیستن که ما رو به یه نفری سفارش کنن ما بریم اونجا. شما وقتی یه جای اپلای میکنی، بخش مهمی از سرنوشت تو این رقم میزنه که اون آدمه یا استادتو بشناسه یا تو رو یکی معرفی بهش کرده باشه. اینجوری که ما میشینیم برای خودمون فکر میکنیم که هزار تا چیز تو رزومه میذاریم و بعد یه موتیویشن نمیشه که آره من از بچگی میخواستم سوالای اینشتین رو حل کنم. اینا نه، اینا کار نمیکنه. در عمل اینه که کی کیو معرفی میکنه، کی سلام رسونده. و واقعیت اینه که دنیا بهتر از نمیتونه کار کنه. شما بعد از اینکه دکترا تموم شه، مثلا بعد تموم شه، میخوای بری پست داک، اگر میخوای تو دانشگاه بمونی، اگر واقعا استاد تو کسی رو نشناسه نمیتونی بری. از طرف دیگه شما میری ببینید الان که همه چی کنفرانس آنلاین شده، همه دارن فوش میدن. به چه خاطر؟ به این خاطر که آقا اصلا ما رفتیم کنفرانس که اون کیک و شیرینی رو بخوریم بین تو آنتراکا، چون همه اتفاقات مهم اونجا بود. تاکو که خب شما وقتی میری سمینار، حالا کنفرانس های جدی مثلا میری، وقتی داری تخصصی کار میکنی، 10 تا فقط یکیشو گوش میکنی، چون یکی بهت مربوطه، بقیه رو مجبوری. اما نکته اینه که توی تمام آنتراکا آدم که سال یه بار میشده ببینی، اون قول هایی که همیشه بودن رو میری میبینی، حرف میزنی، سوال میپرسی، بعد بهت ایده میدن. اصلا همه اون چیزا، ما یه برنامه داشتیم میبند خدای حرف خوب زد، ما اصلا دانشگاه رو میسازیم از فرمال انستیتیوشن، اینو میسازیم که بعدش یه شبکه این فرمال تولید بشه، همه چیز رو با اون ببریم جلو. خب برای همینه که تو اگه هیچ سمیناری نری، با هیچ که حرف نزنی، بشینی تو اتاق خودت فکر کنی، همه میان سراغ تو، هیچ موقع کاری نمیکنه. و این من یه چیز دیگه هم بگم راجع به سایتشه. ببینید ما الان ایرانی ها، من اینو صادقانه جواب بدید، اگر یه پیپر دستتون میرسه، یه پیپر مقاله علمی رو آرکایو باز کردید، نفر اول چینی، نفر دوم چینی، نفر سوم چینی، آیا واکنشتون به این پیپر با اینکه نفر اول چینی، نفر دوم مثلا اسمش غیر چینی بود فرق نمیکنه؟ چرا؟ یعنی که اون چین یه جای دیستریبیوت کردن خودشونو که تونستن رابطه های پیدا کنن که مردم قبولش میکنن. این واقعیت دنیاه. اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید دنیای علمی به شدت بایاسه، به شدت نجات پرسته، به شدت آزارگره، یا همه این چیزا وجود داره، چون که جامعه بخشی از جامعه بزرگتره. برای همین رابطه مهمه، سعی کنید روابط حسنه با مردم داشته باشید. این خیلی مهمه، بتونید با آدم های مخصوصا توی سیستم پیچیده خیلی سختره، چون آدم ها هم زبون نیستن. اینکه شما بتونید آدم ها رو متقاعد کنید، بعد بعدن استاد میشید، میخواید گرنت بگیرید، بخش عمده از این گرنت گرفتن ها روی روابطه. این بخش درست ماجرا. یه بخش غیر درست هم داره، اینه که خیلی از این استاده که حالا سینا تجربه خیلی جالبی هم داره، میتونم بهتون بگم، خیلی از استاده که اسمای گنده دارن و همه آرزوشونه که برن باهاشون کار کنن و اچ ایندکسشون دیگه درست رقمی میشه، اینا عموما شارلاتانن. یعنی طرف کارشو کرده، به یه شهرت و موقعیتی رسیده، دیگه کاری نمیکنه، فقط چون اسمش بزرگه این دلال عمل میکنه، اینو میگیره واسه میکنه به اون دانشجو دکترا میگیره، اصلا خودش جواب سلامش هم نمیده، یور با فلانی کار کن. یا خیلی راحت میرن با ادیتور یه مجله خیلی پر اسم و رسم دار دو تا شام میخورن،
ادیتور مقاله رو پابلش کنه. این چیزا وجود داره، فکر نکنید که همه این چیزایی که داره پابلش میشه درست حسابی. تو ایرانش بود، ولی خب ایران کلا چون میگم پول مهمی نیست اون وسط، این چیزا کمتره. خارجم هست، آدمایی که زد و بند میکنن، داری پیپر مینویسی، دفعه اسم یه آدم جدید پیدا میشه، این مقاله تو رو سایت کرده، پس حالا تو مقاله جدید میگردی یه جایی اونو سایت کنی. این چیزا وجود داره، اما یه بخشش درست و اخلاقیه، یه بخشش نه. الان فرض کنید که شما توی این جمع با من و خانم چینیچیان و سینا آشنا شدید، و حالا یکی تو خیابون بهتون میگه که خب تو دو نفر را نام ببر که سیستم پیچیده کار میکنن، که اول میگه خب این دوتا. خب واسه همینه که وقتی یکی هم میخواد دانشجو بگیره، بعد رزومه من ایرانی میره پیشش که هیچی نمیشناسه، یکی هم هست که اتاق بغلی سفارششو کرده، خب این قابل اعتمادتره چون یه ایده بهتری ازش هست. من یه سوالی در راسته این حرفتون که گفتین توی ایران دکترا نخونید، آیا این موضوع برای ارشد هم وجود داره؟ یعنی اولویتی وجود داره نسبت به اینکه ارشد ایران بخونیم یا خارج بخونیم؟ والا به من یه چیزی بگم، اگر من دارم از لحاظ علمی اینو بررسی میکنم، الان اگر بحث به غیر علمی بکشه، من میگم لیسانس هم تو ایران نگیر، اصلا تو ایران به دنیا نیاید لطفا، خواهش میکنم. اما ببینید این دست ما نیست خب که بگیم کی دکترا، چون دکترا کار تخصصیه. خب دکترا مثل اینه که یه دستگاهی میخواد که ما تو ایران نداریم تقریبا. من یه چند تا استاد میشناسم توی شریف و جاهلیه که این اصلا دانش دکترا نمیگیرن، اینا برا من حکم امامزاده رو دارن، من که فهمیدم اینا چقدر میدونن سیستم بد کار میکنه. شما تو ایران شما اگر حقوق نگیری واسه یه کاری، یعنی اون کار حرفه‌ای نیست. این یه جمله بود، جوکر بود که بود، یه میگو اگر توی کار خوبی هیچ موقع مفتی انجامش نده. این واقعا گزاره درستی. اما ارشدی در بحثش فرق میکنه. مثلا شما توی ارشد وقتی تجربه خیلی خوب پیدا میکنی، به وقت تجربه خیلی بد پیدا میکنی، بعد لزومی هم نداره بری خارجی دفعه همه چی گل و بلبل بشه برات. این خیلی مهمه که بدونید خارج همجور گل و بلبل نیست. خب و همیشه خبرهای خوب خیلی بایاسه. ما همیشه اونایی که موفقن و خوشحالن و خبرشون رو میشنویم، اونایی که میرن به فنا میرن هیچ موقع ازشون هیچی نمیشنویم. عین شریف دیگه، الان شما به عنوان شریفی همه از بیرون فکر میکنن خیلی خوشحالید، خیلی سلامت روانتون کامله، همتون هم کار درسته، همتون هم میرید ناسا. اما وقتی میای تو خود شریف میبینی یه تعداد زیادی داریم که تو تیم دخانیاتن، یه تعداد زیادی آدم افسرده داریم، یه سری آدم داریم ترم 12 لیسانسن. میدونید اینا هست. پس از نظر علمی هیچ اولویتی وجود نداره، فقط توی دکتراست که خیلی مطرح. من معتقدم که لیسانس ایران خیلی لیسانسای خوبیه. شما توی شریف و بهشتی و صنعتی اصفهان لیسانس خوب میگیری. خب حتی زمان ما که حداقل خوب بود، چون اینقدر سرمون تو سوشال مدیا نبود. ببخشید ما یه حالت پیرمردی با شما داریم، شما واقعا نبود اینا، ما قشنگ تفریح زیادی نداشتیم. شما خیلی نسل جدید دچار ترکیدگی فضای مجازی. اما به نظر من لیسانس های خیلی با کیفیتی ما داریم توی ایران. دوره فوق لیسانس بستگی داره میخواید چیکار کنید. من یادم آدم میشناسم که فوق رفتن خارج و خب خیلی خوب شد براشون. یه سری آدم هم میشناسم که مثلا رفتن خارج بعد قشنگ اذیت شدن، چون توی دوره فوق لیسانس خیلی داستانای عجیب و غریب وجود داره. بله متشکرم. اینو بهتره یه بار میگم هم که فوق لیسانس خارج خوندن هم حرف بزنیم، چون ما سه نفر هیچ کدوم فوق لیسانس، من فوق لیسانس هم خارج از شهر متولد شدم هست، ولی خب اونقدر خارج نیست. در مورد این قضیه من صدا میاد؟ بله فقط صداتون اکو میشه یکم. الان چطوره؟ من نمیدونم اکو. الان خوبه، مرسی. من فکر میکنم که این مسئله خیلی چند وجهولیه و واقعا به چیزهای مختلف بستگی داره. حالا خیلیاشو عباس اشاره کرد، مثلا اینکه خب آدم باید احساس کنه که میتونه بره خارج زندگی بکنه. این چیز آسونی نیست، درسته که خیلی جذابه و خوبم هست، اما به هر حال خب حداقلش اینه که مثلا از خانواده‌اش جدا میشه، بعد شاید همیشه آدم آمادگی اینو نداشته باشه، بعد با یه شرایط فرهنگی دیگه
نتونه مثلا کنار بیاد، هرچند که خب با شرایط فرهنگی کشور خودمون کنار اومدن کار آسونی نیست، اما در کل اینم هست، اینا رو در نظر بگید. اما اگه بخواید علمی نگاه کنید، ببینید یکم رد به سوال قبلی هم داره. الان شما تو ایران تقریبا با هر استادی کار بکنید، حالا نمیدونم من شاید تو گرایش دیگه، تو گرایش شما از لحاظ اسم اون استاد نگران نباشید که مثلا استاد معروف هست یا نیست، چون تقریبا هیچ کدومشون معروف نیستن. دلیلش هم این نیست که استادای خوبی نیستن، دلیلش اینه که تو ایرانن و نمیتونن. اصلا وقتی تو ایرانین انگار مثلا یک مثلا جزیره جدایی هستین، خیلی سخته رفتن و اومدن و ارتباط داشتن و همین کنفرانس رفتن و شیرینی خوردن و اینجور چیزا. پس اگه ارشد برین از این لحاظ که بتونید ارتباطاتون رو بسازین قطعا بهتره، چون اگه شما ارشد برین با هر استادی مثلا توی اروپا یا آمریکا کار بکنید، احتمالاً باید با تعداد لینک‌های کمتری برسید با اون به اون استاد دیگه‌ای که می‌خواید مثلا برای دکترا براش مثلا اپلای بکنید. اگه دکترا بری خب یه مرحله این قضیه واسه چت عقد بیفته، ولی به هر حال باز هم ممکنه که شما ارشد اینجا باشی بعدش بری نمی‌دونم مثلا MIT، اون مرکز مثلا جایی که خیلی دوست داری برات جذابه. آره ترانزیشن خارج خیلی ترانزیشن سنگینیه، بعد اگر تو اول ارشد که هنوز آدم از آب و گل در نیومده درگیر اون بشه، تا میاد چشم رو هم بذاره، تا میاد عادت کنه، میره ارشد تموم شده و اینم کاری نکرد. در صورتی که مثلا شما الان مثلا شریف بودی، بعد اگه فوق اونجا بمونی این فرصت رو داری با آدمایی که میشناسنه و بهت اعتماد دارن کار کنی و توی دست آوردی پیدا کنی. اما مثلا ارشد میای یه دفعه همه چی نوعه، هیچ کسی رو نمیشناسی. من چون تعداد زیادی از دوستام که مستقیم رفتن، خصوصا اونایی که رفتن اروپا، این بچه پول دارن بودن که پول میدادن ارشد، اینا هیچ کدومشون راضی نیستن وقتی با من حرف میزنن که خارجم، و با اونایی که ایرانن وقتی حرف میزنن خیلی راضین. علت اصلشون هم این بود که دقیقا ما دوچاره این بحرانی شدیم که مثلا توی بهشتی همه رو دیگه میشناختیم یا توی شریف همه رو میشناختیم، بعد اونجا برای خودمون یلی بودیم، اومدیم اینجا اصلا تا اومدیم بفهمیم چی شد خوردیم به تز و یه تز بد انجام دادیم و بعد موقع ریکام. یه چیزی که تو ایران وجود داره، ما درسته حرفه‌ای نیستیم ولی با مرامی. خب یعنی شما میری در اتاق یه آدمی که اصلا باش کار نکردی و میزنیم گی دکتر جان من، یه ریکام می‌نویسی، طرف یه نگاهی بهت میکنه میره خب لباسات که خوبه و بوت کلونم میدی، میگه هی از وری گود. اما شما واقعا توی مثلا آلمان نمیتونی یه آدم که نمیشناستت بگی برای من ریکام بنویسه، نگاهی میکنه میگه برو بیرون مثلا تو نمیشناسه. بماند که توی ایران استاد اگه اصلا باش درس نداشتی یا وقتی ریکام هایی مینویسن که مثلا آدم میگه اوف. خب این یه چیزا رو میتونید از دست بدید. اما از اون طرف آدم هایی که به طور پیوسته مثلا میره آمریکا، چون آمریکا اینجوریه که مستر دیگه نداره دیگه، لیسانس پی اچ دی بزرگی، اما خب اونا خیلی وضعشون باز فرق داره. من قبل از اینکه دکترامو شروع کنم همیشه فکر می‌کردم که آدم باید هر چقدر زودتر بتونه از ایران بره بیاد بیرون. اینا هنوز هم بهش فکر می‌کنه. اما هر چقدر جوان‌تری شرطات بیشتر میشه، باید بیشتر مراقب باشی. من به همه تهرانی‌ها به طور جدی پیشنهاد می‌کنم که زندگی بیرون از تهران رو تجربه کنه. خصوصا اونایی که یه دفعه می‌خوام بلندشن برن خارج، تنهایی بدون دوست بودن، غریب بودن، احساس غربت رو تجربه کن. من اینو بارها گفتم. من 18 سالم بود اومدم تهران، همه بهم گفتن شهرستانی. بعد شهرستانیشون هم شهرستانی بده، یعنی تو دهاتی ما خوبی. بعد مثلا من نگاه می‌کردم خب هر جا می‌رفتم گفتن مثلا منم لهجم خیلی الان کنترلش کردم اینه. خیلی میزنه بیرون، میگفتم سلام، گفتن اه چونه نزن یا تخفیف نمیدیم. اینا بات میمونه. بعد مثلا من عادت میکنم، بعد مثلا من تو 18 سالگی یاد گرفتم که عروسی پسرم هم نباشم، یاد گرفتم که تولد دوستم نباشم، یاد گرفتم که وقتی یکی میمیره وقتی میرسم که خاک شده. برای همین وقتی اومدم اینجا تقریبا اوکی بودم. اما یه سری آدما هیچ کدوم اینا رو تجربه نکردن، ولی دفعه میان خاره. بچا غربت خیلی چیز عجیب و غریبیه. ما آدمی میشناختم که توی جای خیلی خوب تو فرانسه بود و ول کرد اومد و فقط میگفت نمیخوام. این آدم اگه ایران میمون تو این دکترای مزخرف میگیره، باز لازم روانی حداقل سالم بود به نسبت اون موقع ها. این مهمه تجربه. من خیلی از دوستام که تهرانی بودن بعد مثلا رفتن تحصیل تکمیلی زنجان،
بعد هم گفتن ما زیاد تفل تکنیل زنجان چیز بیشتری از تهران و شریف اینجاها نداشت، ولی یه تجربه خوب دور بودن آدم تمرین مستقل کنه. الان مثلا از آقایان و خانمهای جمع بپرسیم چند نفرتون بلدید قرمه سبزی درست کنید، احتمالاً عددا زیاد نباشه، یا چند نفر بلدید با دست شروالی بشورید آب بکشید. اینا مهارت هاییه که اونقدر نیاز نیست آدم تو خونه شه. و از همه مهمتر وقتی این من اپیدمی اینجوری میاد و همه چی تعطیل میشه و صبح تا شب فقط توی و در و دیوار و آفیسی که این آفیس قاعدتا باید 7 نفر توش کار کنه، من اومدم اینجا هیچ کسی نیست، توی اتوبوس هیچ کسی نیست، توی مترو هیچ کسی نیست، اینجا این تهران نیست که اینجوری له میشی، میری قشنگ هر صندلی که خواستی جای راننده تو میشی. من این حجم از سکوت، این حجم از این چیزا سخت دیگه. بعد اینها میزنه زیر زندگی علمیتون، زندگی علمیتون هم بیکیفیت میشه. بعد مثلا میبینید که این فنلاندیا میان همجور کار میکنن، تو اینجا نشستی دپرس. بعد اونا مثلا نمیدونم کریس، مثلا من کریس مسک میشه قشنگ عذرخواهی میکنم این بوز، نگاه میکنم به این شادی که مردم دارن و من ندارم. بعد مثلا عید نوروز میشه، بعد من میگم چرا این مردم مثلا نمیرن لباس نو بخرن، چرا کسی خونه تکونی نمیکنه اینا. یه صدایی داره میاد مثل که یه نفر داره صحبت میکنه. بله دستشون بالا بود، دسترسی بهشون دادیم اگه میتونی صحبت. سلام. سلام هستی شما، خسته نباشید، خیلی متشکر از همه توضیحاتتون. من روی مدل های اپیدمی کار میکنم، حالا مدل های مختلف اپیدمی ها رو، مثلا SIR، نمیدونم صدا واضح هست؟ بله صداتون واضح. یکی مدل SIR رو کار کردم، البته در حد الان سمینار بوده، من دانشجوی ارشد هستم و حالا مدل های مثل SIRX و غیره. من متوجه شدم اگه اشتباه نکنم آقای کریمی گفتید که شما روی اپیدمی ها دارید کار میکنید، درسته؟ یک کم کار کرد. من میتونم ازتون کمک بگیرم؟ من یکی از در واقع کاری که دارم الان برای پایان نامم انجام میدم در واقع تصحیحی از SIR هست که الان با توجه به واکسیناسیون کرونا میخواییم تصحیح کنیم. شما خودتون کار کردید یا کسی رو میشناسید برای من لینکی رو کمک داشته باشم؟ میتونم بپرسم شما دانشجوی کجایید؟ من دانشجو از زهرا هستم، با دکتر آقا محمدی کار میکنم و دکتر خرمی. کلی آدم خوب دارید. خب الان کروناست، دکتر خرمی رو که میشناسید، اصلا کاملا در پروتکل های بهداشتی هستن، البته هر سوالی بخوایم ازشون میپرسیم. حالا خب من دکتر خرمی از اون طرف میشناسم که بهشون ایمیل بزنید حتما جواب میده. بله نه من گفتم از لحاظ اینکه اگر کسی کار کرده باشه همراهی در واقع داشته باشم و اینکه خب پیشنهاد خودشونم بوده، من این آزادی عمل رو دارم که حالا با هر کس بخوام کار بکنم. اینکه الان اگر که کسی هست با توجه به اینکه شما فرمودید که جای دیگه الان توی ایران نیستید و حالا به هر ترتیب دانشجوی خوبی رو اگر هست که من بتونم از کمکشون استفاده کنم به من لینک بدید. تعداد زیادی دانشجو میشناسم، حالا من نمیدونم واقعا سوال شما چیه، سوالتون خیلی کلیه، سوالتون مثل اینه که مثلا از حوصله وقت بچه ها خارج باشه و به من ایمیل بزنید و حالا مثلا خانم چین چین سینا هم سی سی کنید بعد کمک میکنید، چون الان خیلی سوال کلیه و نمیدونم بعدتر از حوصله جلسه فکر میکنم خارج باشه. من الان مدل های اپیدمی ها رو کلشون رو در واقع کار کردم، یعنی کار که به معنی مطالعه کردم، ولی خب باید یه تصحیح رو روشون انجام بدیم. خب حالا مثلا چند تا دانشگاه بود که نگاه کردم که مدل سازی کرده بودن، مثلا استفاده از واکسن یا قرنطینه یا غیره رو که دیگه حالا خودتون حتما میدونید، اما آخرین تصحیح ها رو من میخوام اطلاعات داشته باشم. من یه ریویو پیپر براتون میفرستم اینجا که خیلی جدیده و همه این چیزها رو توش چیز کرده، چی میگن؟ شامل کرده. ممنون. آره این کلا کسی به اپیدمی و این داستان ها و کلا همه این درد و بلاهای کرونا و البته خانم قنبرنژاد هم کار کرده بودن، خانم زارعی و آقای دکتر مقیمی،
که اونها هم یه در واقع پیپری داشتن که من پیپر اونها هم مطالعه کردم، که اونها البته دو یا چند بیماری رو داشتن و در واقع تصحیح SIR هست، در واقع ما باید برای کووید SIRI رو دوباره باید در واقع بررسی بکنیم. فقط SIR وای نیست، حالا مدل خیلی متعاقیتی هست پارامتریکی، ولی حالا بعد از جلسه حالا هم شما هم بچه های دیگه که علاقه داریم مثلا مسئله علمی با هم صحبت بکنیم، میتونیم با هم در ارتباط باشیم، ایمیل ها و اینا رو فیلم کنم بدیم مثلا بعد تای جلسه قراره اینجور جمع بشه اینا اونجا هست حتما. اگر باشید مثلا دوستان اگر بخوان من میتونم یه لینک ادوب کانکت بذارم که حالا اگر خواستید یا ادوب یا حالا همین اسکای روم یه فرصتی رو هر کدوم از دوستان که اساتیدی که در واقع امکانش باشه با هم دیگه در این مورد صحبت بکنیم خیلی من استقبال میکنم. در ضمن یه چیزی شما آقای کریمی در مورد آماری گفتید که خب حالا نمیدونم شما از جلسات تدریس آماری دکتر خرمی رو داشتید؟ نه والا من فقط دورا دور میدونم که دکتر خرمی در امر تدریس و کلن خیلی انسان خلاق و زیرکی هستن. زیباییشون آماری پیش رفته رو و یه درس موضوعات ویژه به ما دادن که در واقع همون آماری رو به صورت کامل بس دادن. من این شانس رو داشتم که از کلاساشون استفاده کردم. بسیار زیبا با ریاضی خیلی قشنگ و از بیس واقعا شروع میکنن و واقعا آماری رو خیلی زیبا درس دادن. توصیه میکنم اگر کسی دوست داشت آماری رو بهتر یاد بگیره، چون طبق منبع ویژه‌ای هم نمیره، منبعشون خودشون هستن، خیلی قشنگ کار میکنن، واقعا میشه ازش بهره ویژه برد. مرسی. ممنون. مرسی. ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن. من فکر میکنم که دیگه چون وقت جلسه هم تموم شده بهتره دیگه ما خدافظی داریم که اینجا باز بمونه. چه جوریه؟ یعنی باید قفل کنید برید مثلا کسی نیاد تو چیز نه راستش چنین محدودیت نیست، ما صرفا حالا حتی وقتی شما سلام بدید میتونیم بمونیم، صرفا حالا میخوایم که یکی از برنامه‌های آنلاین اینه که الان یه لیوان آب ندادن دست ما، الان من گشنم نهارم نخوردم، برای همه من تا زمانی که دیگه قندم بیشتر از این نیفته میتونم باشم. اگر حالا من میدونم که یه سری قیدایی هست که چون دانشگاه ایران حتما باید شما باشید که چیزا حفظ بشه، خلاصه من مشکلی ندارم اگه کسی میتونه وایس سوال کنید، من تا یک ساعت دیگه هم اوکی. نه نیم ساعت دیگه. اگر سوالی هست تشریف دارن اگر میشه لطفا. اول که یه درخواستی دارم، این بچه هایی که برگزار کننده هم خوب میشه ویدیوهاشون رو روشن کنن، ما ببینیمشون و ازشون تشکر کنیم اگه در وضعیتی هستن که میتونن ویدیوهاشون رو روشن کنن. و من یه کامنتی راجع به این که آقای کریمی گفت ارشد و ایران انجام بدیم یا خارج اینا، من هم فکر میکنم من مقدار زیادی با چیزایی که از قربت اینا گفت موافقم و البته فکر میکنم که حتی شهرستان هم تا یه حدی مثلا بچه های تهرانی گفتیم بریم شهرستان اینا تا یه حدی مسئله رو منعکس میکنه. بازم خارج رفتن چون همه فرهنگ عوض میشه، زبون عوض میشه، بعضا شما اگه کشور غیر انگلیسی زبون نرین و انگلیسی بلد باشین برای دکتراتون مشکل ارتباط با بقال سر کوچه هم بهش اضافه میشه، اینا این دیگه خیلی حادتر میشه. مسئله خیلی جدیه که ببینید ارزش یک ارشد براتون چقدره و اینکه از نظر مالی هم اکثر جاها حمایت نمیشه، این چه فاکتوره. و همین که گفتن یه خودم کوتاه بودنش باعث میشه تا بیای به خودت بیای تموم شده باشه و یه سری اون مسائل اولیه که تا بیای باهاش کنار بیای وقت ارشد تموم شده. واسه همین من فکر میکنم که حداقل واسه ارشد واقعا آپشن جدیه که آدم ایران رو در نظر بگیره، یعنی دکترا شاید مثلا به شکل خاص حقوق حتی یکی از مسائل مهم باشه چون کم کم سن آدم بالاتر رفته، مقطع جدی تریه، قطعی نمیخواد، یعنی همه جا لازمش نداری، داری به عنوان یک آپشنی میگیریش و اگه پولم نگیری در طول اون زمان شاید یه خورده خیلی جدی تر مثلا به فشار بیاد، ولی من احساس میکنم که ارشد وضعیت ایران خیلی بد نیست. به علاوه اینکه اکثر استادهایی که مثلا توی زمینهای مختلف کار میکنن در حد یه سوال کوچولویی که باهاش بشه ارشد گرفت دارن بغل دستشون،
مثلا چندم سامان داره، احتمالاً روحانی داره، رحیمی تبار داره، فاخته داره، صادق داره، همه اینا رو میشه احتمالاً ازشون یه سوالای کوچیکی گرفت و در حد ارشد انجام داد. و همین کامنت هم این بود که ارشد به نظر من بازم بررسی شخصیتونه، ولی به نظرم خیلی ایران انجام دادنش هنوز کار خوبیه. یه خدایش گرونم هست تو ارشد دادن بره خارج، خیلی پول دارید برید اشکال نداره، چون یه ما به ما هم ایران، من الان بیشتر از یک ساله که هنوز نرفتم خونه و خیلی دردناک راستش. آره میفهمم که ایران موندن سخته، میفهمم هم که یه فشار خاصی توی این دانشگاه طراز اول وجود داره که آدم وقتی نمیرن احساس کنه از قافله عقب موندن. این کارو با خودتون نکنید. خب اصلا زندگی ارزشش نداره که اینقدر زور الکی آدم بزنه که برم. اگه علمی به مسئله نگاه میکنید بمونید، کار خوب کنید، یا همه اینا میگم در حالیه که یه جای خوبی پیدا نشده که میخواید برید، یه موقع یکی از اوکیه و میخواد برید. یه سوالی من الان نگاه کردم که مثلا میگه که من دوست دارم برم سمت علوم انسانی، من دوست دارم برم سمت مثلا علوم اجتماعی. ببینید این یکی از ویژگی های سیستم پیچیده که مردم بهش علاقه مندن اینه که میتونن توی دیسیپلین های مختلف هم برن. یه سری اصلا که ذاتن دوست دارن مسئله هاشون رنگ و بوی پرکتیکال مثلا داشته باشه. برای همین یه سری کلید واژه هست اینا رو یاد بگیرید خوبه. مثلا جایی که میگن کامپیوتیشنال فلان، این یعنی اینکه احتمال همون سیستم پیچیده است. ولی بعضی وقتا میگن کامپیوتیشنال بیولوژی، یعنی خود بیولوژی واسه ما که فیزیک خونی میذاره مسخره، چون هیچی نیست، ریاضی نداره. بعد مثلا نگاه میکنیم بعد بریم هم اونا هم میگن تو خیلی مسخره، تو کجا اومدی؟ اصلا کامپیوتیشنال بیولوژی، کامپیوتیشنال سوشال ساینس، کامپیوتیشنال پولیتیکال ساینس، این جدیدن خیلی مد شده. بهشتی یه چیزی دارن کامپیوتیشنال قرآن پژوهشی. خب یعنی این میخوام بگم که تا این حد پیش رفت. یعنی من توصیه نمیکنم بری، چون یه حالت نمیدونم چیه، ولی اینقدر این کلمه کامپیوتیشنال مد شده. یکی هم کلمه که با نتورک شروع میشه، نتورک مدیسن، نتورک بیولوژی، نتورک اپیدمیولوژی، بعد مثلا نتورک اصفهانولوژی، احتمالاً اومدن راجع به خیابونای اصفهان حرف زدن. اینا رو بدونید. یه سری کلمه با کوانتیتیتیو شروع میشه. یه دقیقه وایسین، این نتورک البته یه خورده چیزم داره، یعنی حواستون باشه مثلا نتورک وای فای اینا منظورشون نباشه، به خاطر اینکه بعضی قسمتای مثلا کامپیوتر اینا یه سری کارهایی دارن که نتورک واقعا نتورکه، نه اینکه گراف ریاضی باشه. آره بعد حواستون هم باشه که گراف و نتورک یکی از علتهایی که مردم نمیگن گراف، اگه گراف یه فیلد خیلی ریشه‌دار و با اصالت و وسیعه، اگه تو بگی من گراف تئوریستم جلوی ریاضی دونا بگی من گراف کار میکنم، خیلی زود بهشون برمیخوره و خیلی هم زود توهین میکنه. برای همه میگیم نتورک، چون میگم شما کتاب نیومن رو وردارید بذارید کنار ساده ترین کتاب کل ریاضیاتی که شما از گراف توری میخواید، همون قدره که قدیما تو ریاضی گسسته درس میدادن. بعد یه سری جبر خطی طور حالا اضافه میشه مثل آیگن ولیو فلان و اینا که اونا مهم نیست. برید این کلمه رو سرچ کنید ببینید با چه دوست دارید. یه سری چیزا مثلا خیلی بامزن، سوالایی ان که توی فیلدهای دیگه ان و مردم جواب میدن و آدما نمیدونن اینقدر باحاله. بعد مثلا ممکنه شما تا آدم یه چیز رو ندونه که نمیشناسه که. من از اون آدمایی هم که هیچ موقع تو نگاه اول به نظرم آدم نبا عاشق بشه، همیشه باید تو مسیر شناخت و این چیزها اتفاق بیفته. مثلا یه عالم دنیای قشنگی بیرون هست که شما نمیشناسید، مثلا دوستش هم ندارید. زبانشناسی یک عالم پروژه جدی هست. این زبانشناسی که اصلا اون آقای پیرمرد دوست داشتنی کوارکا ماری گلمن، این اصلا توی سانتافه یه پروژه جدی شروع کرده و روی زبانشناسی و اینها. خیلی جالبه مثلا این چیزی ازش میگن شبکه مفاهیم، خیلی مسئله جالبیه. ولی من اینا رو فقط در حد اینکه یه سمینار تد تاک دور دیدم زخ کردم بلدم، نمیدونم. چیزی که خیلی میدونم درد داره هم کاری که خودم میکنم، چون تا یه عمر خوبیش رو رفتم میدونم چیه. بقیه رو فقط آدم میگه واو چقدر زیبا. یه هشداری هم بدم به عنوان دوست، اینقدر گول ماشین لرنینگ رو نخورید. فکر نکنید هر جای نوشته ماشین لرنینگ لزوما چیز هیجان انگیزیه.
سلام یعقوب، خوشحالی میبینیمت. سلام، مرسی. منم که حالا زودتر از همه مشرف شدم به دیدن چهره شما. سلام. سلام مایده. شما چه خوب میومدیم. خیلی ممنون که تشریف آوردین و خیلی ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن. واقعا جلسه خیلی خوب و مفیدی بود از نظر من. لطف دارید. ممنون از شما. بچه یه سال در مورد سربازی پرسیدی که این پایین من در خیلی نکته مهم بود، جالب بود صحبت نکردیم. سربازی واقعا یه بدبختیه و خیلی اذیت میشین در هر صورت، یعنی حتی اگه سربازی نبین هم اذیت میشین به خاطرش. در کل شما اگه پذیرش داشته باشید خارج از کشور، چه تو ارشد چه تو دکترا، یه مبلغ پول که الان خیلی خوبم شده 50 میلیون هی تغییر میکنه، اینو میذاریم بعد بلوکه میشه، بعد میرید دیالا یه ماه مثلا دو ماه شما وقت کنار بذارید برای پیگیری روالای اداری این قضیه، بعد که اونو میذارید میرید بعد با یه محدودیت هایی میتونید بیایید در دوران تحصیلتون. بعد اونایی که قبلا رفتن مثل اینکه یه قانونایی داشتن که تازه 400 هست که نمیدونم چند سال بگذره از اون پولشون رو برمی‌دارن بعد دیگه میتونن راحت بیان ایران، ولی هنوز الان مثلا برای من که برم این قانون هنوز نیست، باید بس هر کنم تمدید میشه. خلاصه اذیت خواهی چود بیره ایران یه بازه خیلی کوتاهیه که پسرها بیشتر از دختر اذیت میشه و اون موقعی که سرباز گیرشون میندازه، تنها زمانه این که دختره یه ذره احساس بهتری دارن. چون اولا اینو بگم که اون پسرها که میخواستن فوق لیسانس برن خارج خیلی وقت به اینا اجازه خروج نمیدن، به این علت که از اون پروگرام های مستر خیلی جالب معادله ایرانی نداره، واسه همین نظام این چیز مزخرفه وزارت علوم تایید نمیکنه. مثلا ICTP یه دوره‌ای داره به اسم Pre-PhD Diploma Course، یه دوره یک ساله خیلی فشرده اینجوری میکنن ولی بعدش قشنگ سفت میای بیرونه. پسرا نمیتونن برن، همونطور که من پذیرش گرفتن نذاشتن برن. ایفیس که یه مستر خیلی، چون کلا مستر چیز اضافیه اروپایی داره شرینکش میکنه بشه یک ساله که بندازتش دنبال لیسانس، برای همین اون لیسانس هایی که اصطلاحا زیر 120 کردیت اروپایی هن و زیر دو ساله هن وزارت علوم تایید نمیکنه، برای همین پسرا نمیتونن برن. تو مسئله دکترا هم شما پول میذارید دیگه، تا امروز که پول، حالا فردا نماینده مجلس چی تصمیم میگیرن، پول زیادی میذارید و با ترس میرید. من همیشه خواب میبینم یکی منو داره برای سربازی راستش. ولی عوضش واسه دخترا این نکته مثبت وجود داره که من دارم میخواست با هم بچه ها بگم که اینایی که اروپا اپلای میکنن، این نکته خوبی که وجود داره اینه که معمولا وقتی حداقل حقوق دکترا رو میگیرین تقریبا هر ماه میتونید به قدری سیف کنید که یه سفر برین ایران برگردید، و رفتن ایران برگشتن هم از اکثر شهرات خیلی زمانن طولانی نیست، برای همین خیلی عملا با اینکه یه شهرستان دور باشین از نظر رفت و آمدی فرق نداری. تنها نکته بعدش اینه که معمولا اطرافیانتون نمیتونن بیان، یعنی مثلا مساوی نیست، شما هی میتونید برین، مثلا خانواده نمیتونن بیان. پسرا هم خیلی نمیتونن برن، پسرا فقط دو بار میتونن. آره. و برای پسرا من واقعا هر بار که میشنوم پسرا چه مصائبی دارن واسه سربازیشون خیلی ناراحت میشم، به خاطر اینکه خیلی خیلی واقعا دردسرهای زیادی داره، ولی امیدوارم که براتون قوانین بهتری بذارن. البته میدونم که خانم سوال خوبیه، آیا حقوق دکترا تو خارج به قدر است که زندگی به چرخه؟ بله، ولی این یه سخفی هم داره. ببینید الان کشور به کشور فرق داره، مثلا آلمان یه سیستم قرار داده عجیب و غریب، مثلا میگن یه سخفی هست که ما مثلا 70% این رو بهت میدیم، بعد اگه یه دفعه بشه مثلا بری یه موقع مثلا کوانتیتیو بیولوژی می‌خونی میگم ما 50% اینو بهت میدیم، بعد اینجوری که چرا، بعد مثلا همون رو میری کامپیوتر ساینس می‌خونی میگم 100% بهت میدیم، برای همین مثلا اون رشته‌ای که پول بیشتر توشه هست خب وضعیت بهتره. برای من یه سری شهرها خب خیلی گرونه، مثلا اگر شنیده باشید همه این دوستان که سوئیس نه چیه دو چرخه برم دارن میرن فرانسه خرید میکنن میان، یعنی تهرانی که مثلا میرن بانه خرید میکنن میان، نمیدونم از اونجا ارزون تر.
به سری شهرها خیلی گرون هم. مثلا هلسینکی خیلی شهر گرونیه. پنیر پیتزایی که خانم چینی میخره 2 یورو، من اینجا میخرم 3.5 یورو. خب واسه همینه که حقوق یکسان من خانم چینی چیان کلا آلمان خیلی ارزونه دیگه، مخصوصا برلین دیگه قشنگ همه چیز میصرفه. پیتزایی که خانم چینی چیان میخوره خیلی ارزون تر پیتزایی که من میخورم. برای همه اگه حقوقم یکسان باشه خانم چینی چیان بیشتر میتونه بیاد ایران، من کمتر میتونم بیاد. بعد رشته به رشته هم یکمی باز فرق داره. ولی بچه ها فنلاند دستشوییاشون شیلنگ داره. بود قیمت ها رو نخوری، دستشویی شیلنگ داشتن یک نکته خیلی مهمیه که آدم حاضر بسید 5 یورو بده همه دستشویی ها رو شیلنگ نزن. خیلی حس خوبیه راستش. و حالا اینو بعضی هم مسخره میکنن، ولی به نظر من ما ایرانی ها اینقدر با همه جای دنیا عجیبیم که سر این مسئله هم همیشه اذیتی. و من خیلی خوشحالم که توی فنلاند آدم احساس وطن میکنه. البته ما تو دانشکده هموم هم داریم تازه، یعنی اینجا میتونه دوش بگیرید، بعد اتاق دو چرخه داریم. آلمان محل فنلاندیا نداره سالا اونجا خونه بگیره. بعد خیلی هم فنلاندی از آلمانی ها خوش اخلاق دارن، در همه تبلیغشون کنه. آره از یه نظر به هر کشوری برین یه سری بابه خیلی جدی دارن، یه سری چیزای خیلی خوب هم دارن. مثلا همینی که الان در مورد فنلاندیا میگه، فنلاندیا هلندیا اینا خود آدمای مهربون تری ان در کل. مثلا در نگاه اول که با یه آدم تو خیابون مواجه میشی اینا معمولا آدمای مهربون تری ان، ولی و آلمانی آدمای خود بد اخلاق تری ان. ولی مثلا یه سری حسنای چه میدونم، مثلا برلین جای ارزون تریه یا جای بین المللی تریه، به این معنی که مثلا آدم های کشورهای مختلف زیادترن. خیابون صدا ارزان میاد حتی تو برلین. آره مثلا فرض کنید که هر تقریبا هر دسته و گروهی رو بخواید پیدا کنین یه عده هستن و راحت میتونید چیز کنین. و اینکه مثلا ترکا توی برلین اقلا خیلی زیادن، ترکای ترکیه خیلی زیادن و باعث میشه مثلا کامیونیتی های خاورمیانه یه جدی وجود داشته باشه. اگه شما مثلا یک علاقه خاصی دارین به اینکه مثلا پنیر لیقوان حتما بخورین صبح، اون یه مغازه‌ای هست که اینو واسه شما آورده، چه می‌دونم همه غذاها، همه تفریحاتی سفیداب پیدا میکنید به راحتی. آره سفیداب پیدا میشه. من دیروز رفتم خامه پگاه خریدم از یه سوپرمارکتی. البته نه اینکه خامه پگاه چیز خاصی باشه، صرفا یه حالت نوستالژی دست. ولی این حسنا رو داره. و اینکه خب اکثر شهرهای مثلا، حالا اکثر شهرها که نه، ولی خیلی از شهرهای آلمان پرواز دارن به ایران مستقیم. و این خودش مثلا یه نکته خیلی مثبت، یک زمان طولانی بخواین یه جا بمونین، این که مثلا با 5 ساعت پرواز بتونید برسین به تهران، خودش یک نکته خیلی مثبتی. در این اینکه این چیزی که عباس گفت در مورد پول، این به نظرم بحث خیلی مهمیه. و اینکه اینی که گفت راجع به مثلا چند درصد TVL E13، این حقوق رو شما از زمانی شروع میکنید گرفتن که ارشد دارین. از اینجا به بعدش رو بگو هر کی میخواد گوش کنه به این شماره حساب مبلغ واریز کنه یا لینک فلان. این درسی که مهم میشه، این قصهش خیلی تخصصیه، مشاوره اپلای. آره این واقعا مشاوره مهمیه، ولی میخوام از نظر عددی بگم که این که میگه راحت زندگی میکنید فلان اینا، این واقعا نکته مهمیه. از نظر عددی این TVL E13 رو شما از زمانی میگیرین که ارشدتون تموم میشه. برای دکترها معمولا به شما یه درصدی از این پولو پیشنهاد میدن، به خاطر اینکه از رقابتی این فرق داره. مثلا فرض کنید تو کامپیوتر ساینس اکثر آدما ترجیح میدن برن از آکادمیا بیرون، به خاطر اینکه پول بیشتر، خیلی بیشتر در میارن. و به خاطر همین مثلا معمولا پوزیشناشون میگن اصلا ما 100% TVL E13 رو بهت میدیم، بیا کار کن. و مثلا ممکنه توی رشته های مثل سایکولوژی اینا بگن ما مثلا 35% TVL E13 رو بهت میدیم، میخوای بیا کار کنی یا نه. مثلا چون که 80 نفر واسه هم پوزیشن اپلای میکنن. بعد اینجوریه که خب این رقابتش واقعا جدیه، یعنی اینجوریه که خب مثلا وابسته به چیز بازار تنظیم میکنه. بعد اوردر مثلا 2000 تا با فیزیکینا معمولا شما در ماه حدود بین مثلا 1000 تا 2000 یورو در میارین با حسب پولهایی که باید بدین برای بیمه و فلان و اینا. و مثلا فرض کنید یه اتاق بخواییم بگیرین یه چیزی اولوش 500 یورو اقلا باید پولش رو بدین. غذا اگه معمولی بخواین بیرون بخورین مثلا، یا خونه غذاهای خوبی بخورین، نه مثلا 400-500 یورو باید پولشو بدین.
و عملا چیزی که میمونه خیلی زیاد نیست، یعنی جوری نیست که شما بتونید خیلی سیو کنید، مگه اینکه آدم پول سیو کردن باشین، یعنی مثلا برنامه‌ای بریزین که من این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم، بعد اون موقع مثلا اگه 10% حقوقتون هم در اینجا مثلا سیو کنین، خب این پول در ایران خیلی مبلغ بیشتریه، مثلا میتونید توی چیزی در ایران سرمایه گذاریش کنید. ولی عملا پولی نیست که مثلا شما بخواید بعداً ذخیره کنید اینا. بعضی آدما مثلا فکر می‌کنن تو این حقوقی که در میاری مثلا دکترا خیلی آنچنانیه، ولی نه، واقعا یه حقوقی که شما زندگی عادی باهاش دارین. اگه مثلا بچه پول دارین تو تهران، اینجا کیفیت زندگیتون میاد پایین. آره میخوره تو ذوقتون بدن میخوره. آره یعنی رسما اینجوری قرآن خوب یه چیز موتور پایین گذاریه اینجاها. یعنی یه دفعه میرید یه دفعه پول 10 وعده غذای دانشگاهتون رو باید بدید. و این نکته مهمیه، این که مثلا اگه کسی دیده اینو داره که من بیام پول سیف کنم اینا، شاید خیلی دیده درستی نباشه، به خاطر اینکه میتونید یه مقداری پول سیف کنید، ولی اون پوله به نسبت به شکل نسبی مثلا همینجا بخواید سرمایه گذاریش کنید پول خاصی نیست، نهایتا در این حد که مثلا چم یه سفر بعدم باهاش برین، یه کار مثلا 2 ماه میتونید باهاش بدون اینکه حقوق بگیری مثلا زندگی کنید. من یه مثال خیلی صریح بهتون بگم، من 11/11 قرار دادم جو شروع شده، الان نزدیک به 1 سال و 3 ماه که اینجا، الان پول بلیط هواپیما ندارم که بیام ایران، منتظرم این مقالم پابلش بشه جایزه اینو بگیرم با این بیام ایران. صریح بهتون بگم که وضع اقتصادی رو بدونید، یعنی من الان هیچی سیوینگ ندارم. خب حتی من تا مدت اینجا داشتم بدهکاری مردم میدادم، ولی حقوق اصلا اونجوری نیست که فکر میکنید میشه خیلی خوشگذروند، چون توی خارج یه سری خوشگذرونی های روی شما آنلاک میشه که قبلا نبوده، بعد این میتونه خیلی براتون گرون در بیاد و مراقبش باشید. حالا الان رو نگاه نکنید، ولی یه زمانی بود مردم سفر زیاد میرفتن و خیلی کیف میده به عنوان ایرانی وقتی از ایران میای بیرون، بعد یه چیزی بهت میده، میگن هر جایی رفتی کسی ازت نمیپرسه کجا بودی کجا میری، این که تو میتونی از این کشور بری اون کشور، این یکی از چیزایی که من خیلی راجع به اروپا، من مثلا همیشه به بچه‌ها میگم، میگم کانادا نرید چون میرید گیر میافتید، حداقل برید آمریکا که چارج باشه، برید حداقل عکس بذارید اینستاگرام، مردم بگن واو، شما هر جایی توی کانادا عکس بذارید همه میگن تورنتو، بعد مثلا میگن که نه ببین خیلی کانادا بزرگه اونجا نیست. حداقل آمریکا یه بار شرقش میرید، یه بار اروپا هم خوبیش اینه که یه بار میرید با برج ایفل عکس میگیرید، بعد میفهمید چه جای مزخرفیه، بعد میرید روم مثلا پول، ولی خب اینا پول میخواد میدونید، و آدم وقتی میاد اینجا دغدغش ویزا، وقتی حقوق میگیره دغدغش پول میشه. ولی خب بازم یه سری کارهایی میکنن اونایی که آمریکا به خصوص، بعضی وقتا خیلی حقوقای چی میگن این اشانتیوم استاد بهشون میده، ولی کلا استاد جماعت زیاد پول خرج نمیکنه واسه دانش دکتران. ولی من شنیدم بعضی که مثلا دانش دکتران تو آمریکا یه دفعه حقوق مشتی میگیرن برن کیف میکنن. تصورات را ببینید، کلا ایران، من یه چیز راجع به ایرانی ها و تصوراتشون بگم، عموما ایرانی ها وقتی میگن خارج یعنی آمریکا، یعنی کلا ما توی دنیا دو تا کشور داریم، ایران و آمریکا، که به آمریکا میگن غرب یا خارج. مثلا من که اینجا دارم توی نوردی کانتری زندگی میکنم، اصلا خارجم با اون خارجی که از من قبلش یه ایتالیا فرانسه هم رفتم آب دیده، اینجا اصلا یه جوری دنیای چیز دیگه است، لایف استایل مثلا اینجا صبح داشت آمریکایی رو مسخره میکنن توی تمامی ارکان، اصلا شبیه آمریکایی نیستن. خیلی از ما وقتی انگلیسی حرف میزنیم همش میگیم واو دنبال این جینگولک بازیم، شما تو فنلاند زیادی از این کارا کنیم این چشه، فنلاندی همشون اینجوریه. اصلا خارج خیلی جای وسیعیه، فقط آمریکا نیست، به همه خاطر مشکلاتش هم فرق داره، بعد مشکلاتش کم نمیشه، مدلش عوض میشه. شما توی ایران مدل مشکلات جهان سومی دارید، اینجا مثلا مدل جهان اولی دارید. اونجا مثلا یکی بهتون میگه خانم حجابت رو رعایت کن، اینجا میاد میگه که نمیدونم چرا فلان کارو کردی، مثلا اینقدر باید مثلا مالیات عجیب و غریب فلان بدی. حالا این که خوبشه یعنی میدونید، ولی میگم مشکلات اینجا هم هست. شما میخوای بری حالا فنلاند اینجوری نیست،
یعنی همه انگلیسی صحبت میکنن، حتی راننده اتوبوساشون از من بهتر انگلیسی صحبت میکنن. الان مثلا من یادمه یه زمانی که فرانسه بودم، مثلا رفتی داروخونه سوال میکردی، طرف نگاهی میکرد گفت فرانسوی و اسپانی میدادم که مطمئن باشم اگه فارسی هم بلد باشم متوجه نشه. گفتم خب من بلد نیستم. گفت خب حالا با یه اکراهی راهت میندازه. این احساس تا آخر عمرمون هست، تا آخر عمرمون. شما نه رنگ پوستمون جهش میکنه، نه رنگ چشممون، نه میمیک صورتمون، نه توزیع چربی تو بدنمون. اینا ما تا آخر عمر اینجا نمیشته. خاورمیانه ای باید باش کنار بیای و دوست بشید، وگرنه خیلی اذیت میشید. یه چیزی هم وجود داره که الان یکی از بچه‌ها پرسید ایتالیا چجوریه. من یادمه که من چندین سال پیش البته آمارشو داشتم که مثلا یکی از بهترین جاهای از نظر پولی سیسا بود که اون 1200 یورو میداد، یعنی تقریبا از مثلا اکثر دانشگاه‌های اروپا، دانشگاه‌های آلمان کمتر پول میداد و البته زندگی هم خیلی ارزون تر بود. یعنی مثلا من این سیسا که دارم میگم، سیسا توی تریسته است و توی تریسته من مثلا با 405 با 300 یورو یه خونه 90 متری داشتم که توش پیانو داشت، مثلا یه امکانات 90 متر و چیز پنجره خونم، پنجره بالکنم به 3 تا کشور باز می‌شد. یعنی ازش ایتالیا رو میتونستم ببینم، مثلا اسلوونی رو میتونستم ببینم، کرواسی رو میتونستم، این دماغه های توی آب رو میتونستم. خیلی چیز آنچنانی بود و من داشتم اینو سیستم اینو براش میدادم. ولی و یه همچین چیزی رو مثلا تو برلین اگه بخوای پیدا کنی زیر مثلا فکر نکنم زیر 3-4 هزار تا بهت بدن. یه چیز خوبی که گفتید من بهش بگم، باز اینو خیلی تهرانی ها باید چیز کنن مد نظر قرار بدن. تهران با همه بدی ها و ترافیک و اینا یه شهر زنده است. یعنی شما 10 شب تصمیم میگیری بری کباب بخوری هست، تصمیم میگیری پیتزا بخوری هست، آقا اصلا تصمیم میگیری بری دور دور یه چیزی هست که بری دور دور. اما ایتالیا حالا و کلا اروپا غیر از اون شهرهای خاص مثل برلین و پاریس و اینا که حتی اینا هم وضعش همینه، خیلی جاها مخصوصا آلمان مثلا رفتن ماکس پلانک ساختن یه دهیه که تمام اعضای اون ده کارکنان اون ماکس پلانکن با مثلا یه پیرزنی که اونجا هست. یعنی شما وقتی میری بیرون هیچی نیست و مثلا همین تریسته که خیلی هم ایرانی به خاطر آی سی تی پی میرن، یه روستای مثلا چه می‌دونم اینه که شما برید ماسوله، مثلا تو ماسوله داری درس می‌خونی، اولش میگی چقدر هوا خوبه، چه آرامشی، بعد از 3 ماه میگه با من دیوونه شدم دلم. یعنی یه جایی میشه که شما دلتون برای اینکه آقا من میخوام برم یه پاساژ ببینم، یه بنگاه آدم دار ببینم، میون کلامتون آی کریمی. تازه این تریسته که داریم میگی یه دهیه ماسوده، این جمعیت شنزه ژنوه، یعنی 300-400 هزار نفر جمعیت داره که در اسکیل اروپا خیلی جمعیت زیادیه، ولی در اسکیل تصور ما از شهر یه روستای کوچیکه. آره ببینید، برای که دستتون باشه جمعیت پایتخت فنلاند خب 2 میلیون نفره، جمعیت کل فنلاند اندازه اختلاف جمعیت صبح و شب تهرانه. برای همین مثلا این خاطره خیلی معروفه از خانم چینیچیان که میگو من صبح با اتوبوس که میرفتم مثلا دانشگاه، شب که برمیگشتم همه رو دوباره سلام علیک میکردم، حق دست خانم چه خبر شما. در این حد که شما اگه یادتون بره از اتوبوس پیاده شی، راننده میگه که هدفون تو گوشته با اینجا پیاده شی. زندگی اینقدر این تصوراتی هست که خیلی از تهرانی از روستاهای خوب دارن، اونجوریه. شهرهای اروپا این روستاهای ایران خلوتن و برای بعضی از آدم ها خیلی دلگیرن. من همیشه توصیه هم اینه که اگر این من آدم خیلی زیاد اجتماعی هستید، توی این ریسرچ اینستیتیوت ها هم نرید، چون گاهی وقتا همین که توی دانشگاه و یه عالم آدم دیگه هست و همین یه رفت و اومدی میشه، این یه قوت قلبی. ولی مثلا این ریسرچ اینستیتیوت هست 50 نفر کلا بیشتر کارمند ندارن که همه هم اینقدر فکرشون توی این چیز به وجود داره توی خارج به اسم استودنت لایف. بعد این شامل اون چیزایی میشه که 90% توی ایران اگر انجام بدید میرید مثلا با یکی بگید چرا کردم. مثلا خیلی چیز مفرح و خوشگذرونیه که توی ریسرچ اینستیتوت دیگه تقریبا نیست. این مهمه، این که ذائقه خودتونم بفهمید. حالا من هر جایی پذیرش میگرفتم میرفتم و اینجور فکر نکنید من
ولی فنلاند از بهترین جاهایی که آدم میتونه زندگی کنه اگه خب با سرما و تاریکی ها تو روشنایی زیاد کنار بیاد. اینا هست، یعنی بله ما اینجا میگن شادتری مردم دنیا، امکانات زیاده، نجات پرستی تقریبا دیده نمیشه، همه انگلیسی بلدن، کیفیت زندگی خوبه، تمیزترین هوای اروپا رو داره، تمیزترین آب اروپا رو داره، بعد همینجوری شفق قطبی گوز میبینید مثلا اینطوری، ولی خب زمستون میشه منفی 25 درجه، 9 صبح آفتاب طلوع میکنه، 3 ظهر غروب میکنه. این قسمتش واسه روزه داری خیلی جالبه. ولی از اون طرف که اگه این من باشید تابستون خیلی اذیت میشید چون که همش روشنه. و من خیلی چرتم با من تنها چیزی که اینجا اذیتم میکنه روشنیه که دیوونه میکنه. یه فیلمی هست که آل پاچینو بازی میکنه میره آلاسکا، اونو ببینید، فکر کنم اسمش فیلم هست بی خوابی، این زومیت همچین چیزیه و واقعا دیوونه میکنه آدمو از یه جایی ببر. خب این مشکل ویژه این کشورهای این بالای دیگه. ولی خب از اون طرف مثلا اگه شما اسپانیا باشید یا ایتالیا باشید، خصوصا اون پایین روم باشید، لایف استایل خیلی نزدیک به ایرانو میبینید، آدما گرم مثلا میوه‌های خیلی خوشمزه داره اونجا، غذاهای خیلی خوشمزه داره، ولی اینا تو شمال اروپا ندارید. یعنی هیچ موقع شما توی شمال اروپا از خوردن حلول لذت نمیبرید، هیچ موقع، هیچ موقع. اگه خیلی حلو دوست داری برید سمت ایتالیا و مثلا برید سیسیل، اونجا عالیه دیگه. خیلی یه چیزی بود من داشتم فریز شدی آقا دیگه، وقت هم خیلی دیگه زیاد گذشت آقا، پس من نگرانت هم دیگه، هنوز خونه داره میافت، نظرم جمع کنه من قرد صدا میاد؟ داشتم فقط میگفتم که توی سفرنامه ناصرالدین شاه همین رو نوشته بود که پاریس رفته بودم، میگفت میوه گرفتیم، مزه هم گیلاس گرفتیم اما مزه آب میده، یه هم چیزی گزاره دقیقی داشت که از زمان ناصرالدین شاه اینا همیشگی موندن. آره ما ایرانی ها اولش خیلی خوش به اون میگذره، دلیل اولش که از ایران اومدیم، اول خارجه هوا خوبه اینا، بعد از یه مدت که ما هم همسطح مردم میشیم، چون آدم همیشه وقتی دردش میگیره که خودشو با لوکالش مقایسه میکنه، تازه که اومده آدم ایران کماکان خودشو با پسر اسمال آقا داره مقایسه میکنه تو ایران، اینجا که میای باید با تام و مایکل و اینا مقایسه کنه. بعد یک سالی که میگذره میبینید که نه شما هیچی ندارید نسبت به اینا، بعد میگه خب اشکالی نداره بجاش غذای خوب میخورم، که بعد میبینید غذام که مثلا یه فاجعه که ایتالیایی ها دارن و به کسی نمیگه اینه که شما تو ایتالیا نمیذارن کچاپ بزنید رو پیتزاتون. خب این واقعا من عذیب، من دوبار نزید که من رو بزنن اون موقعی که ایتالیا بودم سر این قضیه. خب من ناراضیم، من دوست ندارم اینجا هم وقتی میزنم منتظرم که اون آشپز ایتالیایی بره داخل اون جایی که غذا رو میورد میزنم و دور میشه. میدونم که خیلیاتون تو ایران دارید فوش میدید که این رفته اون طرف و درد و بلا شده این، ولی میخوام بهتون بگم که کلن سطح مشکلات از یه زمانی به بعد واقعا این چیزا میشه، بخشش خوبه بخشش بده. دردناکترین چیزش همینه که شما دورید از کسایی که دوستشون داشتید و خب هلو خیلی مهمه. خب میگم موجوده رو خسته کردیم دیگه، بریم دیگه، بستتون درد نکنه. ولی نواد قضایی رو عباسید جزوهی در موردش یه جزوهی در مورد نواد قضایی درست کنه عباسید. آیا یکی اینه تو استقبال نمی کنه، ولی اگه یکی اینه خودم پیدا بشه عمق فاجعه رو می فهمه. تورم همه جا هست و می دونید لیترالی تورم همه جا، از جایی هم که نباشه ایجادش می کنه، مثلا همین گزاره خوبی نیست برای اینکه یه وطن من آنجاست که تورم نباشه. ولی بس من یه چیزی بگم، یه چیزی تو ایران شما تجربه میکنید که
دلتون مثلا گرفته یا حوصله نداره زنگ بزنه به دوستتون میگه یه ساعت که ببریم بیرون، چون وقتی میاد خارج این روتون قفل میشه و هیچ موقع نمیتونید یه خارجی رو پیدا کنید که بگی بیا بریم بیرون. و اصلا بیادم بریم بیرون اصلا نمیشه. حالا خانم چینی چیان خیلی بیشتر از من آدم ها رو دیده تو کشورهای مختلف، ولی نمیشه. اگر این ما ایرانی ها اینقدر متفاوت باشی من یه خود بد شده، ولی آلمانی ها واقعا اینشون یه مسئله است، اینکه برنامه ریختنشون برای 100 سال آینده است. من اون اولش که اومده بودم یادم یه بار یکی از دوستامون میخواست شام دعوتمون کنه، یه دونه پل دودلی برای ما فرستاد که برای مثلا از ماه الان مثلا فکر کنید برای 2 ماه بعد، پرسیده بود چه شبی وقت دارین بیاین خونه ما. و من چی بودم که ریلی یعنی من بعدم 2 ماه دیگه من دارم زنده مردم، 2 ماه دیگه شام میخوام خونه کی؟ من الان تصمیم نمیدم که من الان میگن امشب شام میخوای فردا شب، نهایتا دیگه خیلی میخوام برنامه ریخته باشم واسه هفته دیگه، 2 ماه دیگه من برم تایم پر کنم که من کیا میتونم. اصلا یه چیز عجیبیه و این خیلی عادیه تو زندگی اینا. یعنی الان من که مثلا 3 سال موندم الان برنامه هم شبیه اینا شده، جوریه که الان یه سری مثلا اپوینتمنت دارم که از 3 ماه پیش بهم گفتن فلان موقع، بعد الان که میشه من یه سری کار دارم که انجام بدم. ولی اون اولش که اومده بودم اینجوری بودم یا خود خدا چرا من هیچی کار ندارم، همه مردم قصرش شلوغ. و اینکه واقعا برای ما خیلی سخته، مثلا فرض کن یه کاری که باید 3 ماه بعد انجام بشه رو الان باید راجبش فکر کنید و برنامه بریزین، وگرنه 3 ماه بعد به موقع انجام نمیشه. و این خیلی تفاوت جدیه بین فرهنگا و باعث میشه که خیلی اولش آدم بهش فشار بیاد که من چرا به هیچ کاری نمیرسم یا هیچ کی تحویلم نمیگیره فلان. در صورتی مثلا همین برنامه بیا بریم بیرون و اگه 2 ماه قبل با ملت هماهنگ کرده باشه همه میان، ولی 2 ماه قبلش باید فکر کردی که اون روز عصری قرار دلم بگیره بگم با یکی بریم بیرون. من یه پیشنهاد بدم، الان ما میتونیم برنامه رو به صورت رسمی تمام بکنیم، ولی به صورت غیر رسمی اینجا ادامه پیدا بکنه، بچه‌ها ضبط تمام بکنن. شام میدین بعد میتونیم مثل دکتر مقیمی آخر جلسه مثلا این چایی مثلا به مدل دکتر مقیمی بدیم. چایی الان پاسخگو نیست واقعا. چایی مجازی بدیم. بله شام باید بخوریم. بله خب ما الان به صورت رسمی جلسه تمام بکنیم، ولی گپ و گفتگو رو میتونیم اداره داشته باشیم. الان به صورت رسمی حالا یه خسته نباشه خدافظی بگم، ولی برنامه ادامه فکر میکنم سوالی هم باقی نمونده چون کسی سوالی هم نپرسید، منم همه سوالای مهمو پرسیدم دیگه. خیلی ممنون، خیلی ممنون از پاسخگویی شما و همراهی دوستان. هر کسی دوست داره دیگه میتونه. چراغا رو خاموش میکنیم برید. آره منم دوستش اینجا چند نفر داریم کرونا گرفتن، من دیگه پرستار و آشپز و اینا باید برم کم کم شام درست کنم. زود خوب دیگه همه به من خیلی خوش گذشت، خوشحال شدم. اگه دوست داشتیم با هم صحبت کنیم میتونیم پیام بدیم و امیدوارم ببینمتون بازم. موفق باشید. خدا حافظتون، مرسی که داشتیم. نه مثل که به همه خوش گذشته، هنوز خیلی هستم. بله و عباس جان الان شفق قطبی داریم بالا سرت؟ الان لامپه نه بالاتر. ببین شفق قطبی من خودم هنوز ندیدم، علتش هم اینه که خب ما توی شهر زندگی میکنیم و آلودگی نوری همیشه اذیت میکنه اینجاها و این ریجن هم چون فنلاند کشور خیلی درازه، یعنی کشور نوردیک هم کشور درازیه، بعد ما این پایین پایینشیم واسه همین زیاد دیده نمیشه، هر موقع هم دیده میشه مثلا خیلی مسخره ایه که ببینی هم مثلا متوجه نمیشه. ولی خب شما کلا شمال ما یه منطقه خیلی بزرگیه بهش مثلا سیبری هست که منطقه خیلی بزرگیه، اینجا یه منطقه خیلی بزرگیه اسمه لاپلند که مشترکه توی نروژ و سوئد و فنلاند، بعد اونجا همه اون عکس خوشگلایی که بهتون نشون میدن واسه اون منطقه‌ایه که منم هنوز نرفتم. بابا نوئل واقعی دارن جدی و شفق قطبی دارن و منفی 40 درجه دارن. چی بابا نوئل واقعی دارن؟
یه چیز هست که این فنلاندیا گویا خیلی جدی داشتنش از قدیم ها و بابا نویل چون گوزن داره و گوزن و سورتمه اونا واقعا دارن و این میبینن که یکی اینجوری داره با گوزن میره اونجا خیلی ریل تره کادام گوزن و سورتمش هم هست نه واقعا سورتمش وجود داره نه خود بابا نویل خب افسانه هاشون هم اینجوری که سانتا از لاپلند میاد آره جهان سوم چرا نشه زندگی کرد یه عمر مردم دارن زندگی میکنن من به دوستان پیشنهاد میکنم که یه بار حتما توی کشورهای عربی جنگ زده همسرمون سفر کنند بعد اون موقع میفهمن که اصلا نگاه به زندگی خیلی چیز عجیب و غریبی من عراق بودم و توی خونه ای که راکت خورده بود نصف دیوار ریخته بود و طرف تمام خوشحالیش این بود که یه کولر گازی داره نشسته قیلو میکشه همین و همه هیچی نداشت یعنی مثلا اگه باد میومد ممکن اون بقیه دیوارم بریزه و خوشحال بود نمیگم خوب و بد ها میخوام بگم که خیلی از مردم هم که توی شرط خیلی بدی خوشحال تر از آدم هایی که توی کشورهای خوشحال زندگی میکنن کلا من از آدم خوبه حتما به کشور عربی سفر کنه خیلی چیزاش عوض میشه رگلاژش برعکس میشه میدونی البته همه کشورهای عربی اینجوری نیستن ولی عراق رو من هم توصیه میکنم ببینید عراق قسمت های سلیمانی و اینش مثل اینکه خوبه و از نیمی مردم با هم شرایط خوبی در اونجا از این نظر به نظر من خوبه سفر کنید که آدم هایشون که با ایرانی ها قاطی میشن یعنی آدم هایی که با دیفالت میتونید ببینید به خصوص اگه مثلا توی این مراسمات مختلف برین آدم های کوچه بازاری یک مناطق خاصی هست و شما به شکل نرمال در توریست بودن به ندرت میتونید با مردم کشور قاطی بشین و از نظر من یکی از جذابترین تجربه های چیز میتونه باشه که مثلا آدم ها رو زندگی عادی آدم ها رو ببینین و با آدم های کوچه بازار مثلا صحبت کنین این خیلی سخته توی به عنوان توریست خیلی سخته یه همچین موقعیتی گیر آوردن ولی من یه چیزی میخواستم بگم راجع به این دغدغه ها که الان عباس گفت دغدغه های جهان اول واقعا چیزهای متفاوتیه یعنی من مدت ها مثلا